عرض درود و احترام دارم خدمت تمامی همکاران عزیز و فعالین حقوق بشر و مهمانان گرامی که در این جلسه که توسط نماینده جنوب آلمان برگزار میشه در تاریخ 28 آگوست 2022 برابر با ششم شهریور سال 1401 در ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی. بعد از هم خوش آمدگویی دارم خدمت تمام عزیزانی که ما رو از طریق یوتیوب و همچنین اپلیکیشن کانون به طور زنده مشاهده میکنم. در این جلسه دوستان و همکارانی که در این فراخوان همکاری دارند رو اعلام میکنم و به همراه موضوع سخنرانیشون و از تمامی عزیزان هم درخواست دارم که در پایان هر بخش با توجه به پرسش و پاسخ و نظرخواهی که هستش لطفاً 3 دقیقه ها رو در نظر بگیرن و مشارکت داشته باشند و به این صورت جلسه رو برگزار. در ابتدا در خدمت آقای عبدالمجید بازداران هستیم با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مرداد ماه 1401. سخنران بعدی ما سرکار خانم حبیبی هستند که با موضوع هدف 7 از اهداف 17 گانه سند 20 یونسکو و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستیم و همچنین در بخش بعدی سرکار خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خواهند داشت با موضوع اعدام زندانیان سیاسی سال 67. در بخش بعد در خدمت جناب آقای داوود لطفی هستیم با موضوع سخنرانی دریاچه ارومیه و در بخش فرهنگی هم جناب آقای سبزیان کتابی به نام از زبان داریوش که نوشته پروفسور هایده ماریو کوخ هست اگه اشتباه نکنم رو به اشتراک میذارن و معرفی میکنم. اما بخش بحث آزاد ما امروز با موضوع حق دنیای زیبا و آزاد برای همه خواهد بود که مشارکت شما دوستان رو در این بحث میطلبم. خب به سراغ اولین بخشمون و سخنران اولمون میریم. جناب آقای عبدالمجید بازداران با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مرداد ماه 1401. جناب آقای بازداران مایک برای شما آزاد و بفرمایید. درود بر شما همکاران و همراهان عزیز، امیدوارم که صدای من در جلسه باشه. صدای من هست؟ بله آقای بازداران، در خدمتم. بازدار که چند مورد از گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در مرداد ماه 1401 در خدمت شما عزیزان هستم. شعبه 54 دادگاه تجدید نظر تهران با ادعای کشف اسناد حکم مصادره املاک شماری از شهروندان بهائی ساکن شهر سمنان به نفع ستاد اجرایی امام را تایید کرد. سعید دهخان وکیل دادگستری روز پنجشنبه 27 مرداد در توییتی سند مورد ادعای دادگاه تجدید نظر را یک برگ کاغذ آچار و عادی عنوان کرد که از خانه یک شهروند بهایی به نام جمال الدین خانجانی پیدا شده و روی آن تنها نام و مشخصات چند فرد و آدرس خانه یا مغازه نوشته شده است. به گفته آقای دهخان این برگه نه سند مالکیت و نه الزاماً به معنای قصد مالکان مبنی بر انتقال رسمی و تشکیلاتی آن اموال بوده است. جمال الدین خانجانی از مسئولان جامعه بهائی یاران ایران است و این گروه فعالیت‌های اداری جامعه بهائی را در غیاب محفل روحانی ملی که به دستور نظام جمهوری اسلامی ایران تعطیل شد در ایران هدایت می‌کرد. آقای خانجانی در 4 دهه گذشته بارها بازداشت و به احکام سنگین از جمله حبس‌های طولانی مدت محکوم شده است. آقای دهخان در توییت خود پرونده‌سازی جدید علیه بهائیان سمنان را تصویری بزرگتر از پروژه نسل‌کشی تدریجی بهائیان در ایران از سوی جمهوری اسلامی نامید و
و از جمله مصادیق آن را پلمپ مغازه بیش از 20 مغازه بر اساس نظر کمیسیون فرق و مذاهب استان سمنان عنوان کرد. این حقوقدان در ادامه مصادره ماشین‌آلات و واحدهای تولیدی، خلع ید از مراتع و مزارع کشاورزی و دامداری، تبدیل زمین‌های کشاورزی به منطقه نظامی، قطع برق شهری و سهمیه گازوئیل مراکز تولیدی، مسدود کردن حساب‌های بانکی، اخراج از کار و دانشگاه و تخریب قبرستان بهایان سمنان را از دیگر مصادیق محرومیت این شهروندان از حق زندگی عنوان کرد. مصادره املاک بهایان بخشی از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه بهایان در ایران است. این گزارش مخالف ماده دوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. در این ماده اشاره شده به اینکه هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است بهره‌مند گردد. در گزارش دوم، جواد بنایی رئیس دادگستری مهاباد علی‌رغم تعیین وثیقه با آزادی موقت سعدا خدیرزاده زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان زنان زندان ارومیه مخالفت می‌کند. به گفته یک منبع مطلع، رئیس دادگستری مهاباد هر بار به بهانه از پذیرش وثیقه برای آزادی خانم خدیرزاده خودداری می‌کند. این منبع مطلع افزود خانواده این زندانی سیاسی موفق به تامین وثیقه 3 میلیارد تومانی برای آزادی موقت وی شدند. این منبع مطلع همچنین ضمن رد ادعاهای ناصر عطواتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در مورد وضعیت این زندانی سیاسی اعلام کرد وثیقه درخواستی برای آزادی موقت سعدا خدیرزاده تامین شده و آزادی موقت این زندانی سیاسی به دلیل بهانه‌های مسئولان قضایی به تأخیر افتاده است. صبح روز پنج شنبه 27 مرداد ماه سعدا خدیرزاده زمانی که همه زندانیان در حال خواب و استراحت بودند با استفاده از روسری خود را حلق‌آویز است که با اقدام به موقع زندانیان از خودکشی نجات پیدا کرد. اقدام خانم خدیرزاده به دنبال اعتراض به وضعیت بلا تکلیفی در زندان ارومیه فشار نیروهای امنیتی جهت عقض اعترافات اجباری و عدم پذیرش وثیقه و آوردن بهانه‌های مختلف برای جلوگیری از آزادی موقت او بوده است. این زندانی سیاسی متولد سوم آذر ماه 1368 است و زمانی که 9 سال سن داشت پدرش فوت شده است. مادر خانم خدیرزاده نیز در سالهای گذشته فوت کرده و او تنها 3 خواهر دارد که آنها نیز ازدواج کردند. همچنین خانم خدیرزاده به دلیل فقر نتوانسته است ادامه تحصیل دهد. شعبه سوم دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان مهاباد برای آزادی موقت خانم خدیرزاده قرار وثیقه 3 میلیارد تومانی تعیین کرده است. سعدا خدیرزاده که روز دوشنبه 30 خرداد ماه فرزندش در یکی از بیمارستان‌های نامشخص ارومیه به دنیا آمد، پس از یک روز بعد از عمل سزارین روز سه‌شنبه 31 خرداد ماه به زندان ارومیه بازگردانده شد. ثبت کارهای اداری و صدور شناسنامه فرزند این زندانی سیاسی به بعد از آزادی او از زندان موکول شده است. سعدا خدیرزاده روز سه‌شنبه 6 اردیبهشت ماه در اعتراض به بلا تکلیفیش در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا و دارو زد و پس از 12 روز با قول مساعد مسئولان زندان ارومیه مبنی بر آزادی موقت او با تودیع قرار وثیقه به اعتصاب خود پایان داد. این گزارش مخالف ماده 5 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. در این ماده گفته شده است که احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری باشد. در گزارش بعدی، خانم لیلا حسینزاده فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق روز شنبه 29 مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه 29 مرداد ماه 1401 لیلا حسینزاده فعال صنفی دانشجویی و زندانی سیاسی سابق در تهران بازداشت. بازداشت خانم حسینزاده توسط نیروهای امنیتی در خیابان و مقابل منزل شخصیش و همراه با ضرب و شتم صورت گرفته است. تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است.
خانم حسینزاده پیشتر توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد رضا عموزاد از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری و 2 سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. آذر ماه امسال این محکومیت توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شد. شرکت در مراسم تولد محمد شریفی مقدم درویش گنابادی زندانی مقابل دانشگاه صنعتی شریف و سردادن سرود خون ارغوان ها از مصادیق اتهام این زندانی سیاسی سابق عنوان شده است. وی روز شنبه 18 دی ماه 1400 ابلاغیه جهت اجرای حکم حبس به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد. احضار خانم حسینزاده در شرایطی صورت گرفته بود که وی به دلیل عدم تحمل کیفر از بابت پرونده پیشین خود از زندان آزاد شده. او پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد. این گزارش مخالف ماده 20 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که در این ماده گفته شده است هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد. در گزارش آخر به گزارش خبرگزاری ایران کارگر در تاریخ 27 مرداد 1401 17 تن از کارگران شرکت آذرآب عراق هر یک به 3 ماه حبس تعلیقی و 30 ضرب شلاق محکوم شدند. این حکم به دلیل شرکت این کارگران در اعتراضات صنفی خرداد ماه 1401 می باشد. کارگران شرکت آذرآب عراق در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و وضعیت نامشخص کارخانه در خرداد ماه درب ساختمان مدیریت را پلمب کرده و مدیر کارخانه را اخراج کرده بودند. این اقدام در پی واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی مشکلات و تعطیلی کارخانه آغاز شده بود. این کارگران اکنون نزدیک به 1.5 سال است امنیت شغلی نداشته و هر آن ممکن است از کار اخراج شوند. مدیر کارخانه و وزارت صنعت نیز نسبت به وضعیت کارخانه پاسخ مشخصی به کارگران نمی‌دهند. این شرکت پیش از طرح خصوصی سازی از مهمترین صنایع کشور محسوب می شد، اما در حال حاضر در وضعیت نابسامانی قرار دارد. یکی از کارگران شرکت آذرآب در رابطه با وضعیت فعلی شرکت به مشکل نداشتن مدیر ثابت اشاره کرده و می گوید اصلی ترین مشکل عدم ثبات مدیریتی است. ما انتظار داریم یک مدیر ثابت به شرکت بیاید و برای مدتی طولانی بماند تا کارها روی غلطک بیفتند و اوضاع مرتب شود. کارگران شرکت آذرآب عراق در سال 98 نیز در اعتراض به واگذاری آن به بخش خصوصی و وضعیت معیشتی اعتراضات گسترده‌ای برگزار کرده بودند. این اعتراضات به دلیل پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و کاهش پروژه‌های شرکت و نیمه فعال شدن کارخانه بود. آنها در ادامه اعتراضات خود اقدام به بستن ریل آهن شمال به جنوب در ناحیه عراق کردند. این اعتراضات توسط نیروهای انتظامی به شدت سرکوب و 42 تن از کارگران بازداشت شدند. در 3 دهه گذشته سرمایه کشور تحت عنوان خصوصی سازی به سران حکومت و اطرافیان آنها واگذار شده و آنها نیز با چپاول این سرمایه ها به ثروت‌های نجومی رسیدند. حاصل این غارتگری ها کارخانه های تعطیل و کارگران بیکار است. زمانی صنایع آذرآب و هپکو در خاورمیانه حرف اول را می‌زنند، اما به دلیل سیاست‌های ضد کارگری سران حکومت این کارخانه اکنون تحت توان پرداخت حقوق کارگران خود را هم ندارند. صنایع آذرآب آینه تمام نمای از نابودی صنعت کشور توسط سران حکومت است. این گزارش نیز مخالف ماده 23 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد که در این ماده گفته شده است هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. همونطور که می‌دونیم روزانه ما موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران رو شاهد هستیم، ولی خب متاسفانه به دلیل کوتاه بودن وقت بنده به همین چند مورد اکتفا کردم. از توجه شما عزیزان به این بخش خیلی ممنونم. من مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم از شما جناب آقای بازداران بابت گزارش تحلیلی که داشتین. از دوستان و همکاران عزیز اگر که نقطه نظری دارن و میخوان به اشتراک بذارن در این مورد خوشحال میشیم که شما رو بشنویم. من فقط یه نکته رو میخواستم اینجا در واقع در موردش صحبت
کنم خیلی کوتاه در مورد خانم خلیل‌زاده بود که میشه عمق فاجعه رو در واقع بیشتر درک کرد که یک مادری ببینید در تحت چه فشاری هستش که حاضر شده که بچه خودش رو در واقع حالا با قرص یا حالا چیز دیگه که بوده از بین ببره. و این دقیقا نکته بود که من داشتم بهش فکر میکردم که چقدر این انسان تحت فشار هستش. خب بخش بعدیمون توسط خانم مریم حبیبی اجرا میشه با موضوع هدف 7 از اهداف سند BC یونسکو و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم حبیبی در خدمت شما هستیم، مایک برای شما آزاد. خانم حبیبی اگر امکان داره که با علامت دست من راهنمایی کنی چون من شما رو اینجا پیدا نمی کنم. بله متشکر از شما، بفرمید. با درود و وقت بخیر خدمت همکاران گرامی، موضوع صحبت من بررسی هدف 7 از سند 23 یونسکو و مقایسه با قانون اساسی هستش. مطابق با دستور کار هدف نخست از اهداف 17 گانه توسعه پایدار هدف 7 عبارت است از تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه مطمئن، پایدار و نوین. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام بدن به این شرحه: تضمین دسترسی به خدمات مقرون به صرفه مطمئن و نوین در حوزه انرژی تا سال 2030، افزایش قابل ملاحظه سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب جهانی انرژی تا سال 2030، دو برابر کردن نرخ جهانی بهبود بهره‌وری و کارایی انرژی تا سال 2030 که این خودش به دو قسمت الف تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای تسهیل دسترسی به فناوری و امکان پژوهش در حوزه انرژی پاک از جمله انرژی تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری و کارایی انرژی و دسترسی به فناوری پیشرفته و پاکیزه‌تر سوخت فسیلی و ترویج سرمایه‌گذاری در تولید زیرساخت‌های انرژی و دسترسی به فناوری تولید انرژی پاک تا سال 2030، به گسترش زیرساخت‌ها و به روزرسانی فناوری برای تأمین خدمات انرژی نوین و پایدار برای همه در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی، کشورهای کوچک جزیره در حال توسعه و کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی، در راستای برنامه‌های حمایتی ویژه این کشورها تا سال 2030. هدف 7 از 17 گانه سازمان ملل متحد در زمینه توسعه پایدار به 3 گروه تقسیم شده که شامل اطمینان یابی از دسترسی همگان به انرژی، افزایش پایدار سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کل مصرف انرژی و دو برابر کردن میزان پیشرفت در زمینه ارتقای کارایی انرژی هستش. با توجه به 3 هدف اصلی فوق، 4 متغیر اندازه‌گیری و پایش در نظر گرفته شده. اطمینان یابی از دسترسی همگان به انرژی یکی از گروه‌های اصلی دستیابی به این هدف محسوب میشه که برای آن 2 متغیر سهم جمعیت برخورداری از انرژی برق و سهم جمعیت استفاده کننده از سوخت و تکنولوژی پاک در نظر گرفته شده. برای گروه افزایش پایدار سهم انرژی تجدیدپذیر در کل مصرف انرژی نیز متغیر سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کل مصرف نهایی انرژی مد نظر قرار گرفت و برای گروه 2 برابر کردن میزان پیشرفت در زمینه ارتقای کارایی انرژی نیز متغیر شدت انرژی بر حسب انرژی اولیه و تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده. دستیابی به توسعه در کلیه ابعاد اون آرمان اصلی هر جامعه هست. یکی از معیارهای تشخیص میزان موفقیت کشورها در دستیابی به توسعه، دسترسی به استانداردهای بالا در تولید و مصرف انرژی است. دسترسی به انرژی یک پیش نیاز ضروری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که فراتر از بخش انرژی گسترش می‌یابد. هدف 7 از دسترسی جهانی به خدمات مقرون به صرفه قابل اعتماد انرژی مدرن حمایت می‌کند. با توجه به اینکه توسعه پایدار بر توسعه اقتصادی سازگار با محیط زیست متکی، هدف 7 هدف افزایش قابل توجهی در سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در ترکیب انرژی جهانی و دو برابر شدن نرخ جهانی بهبود بهره‌وری انرژی است. مشکل کشورهای در حال توسعه در خصوص انرژی بیشتر کمبود منابع انرژی
و ضرورت دسترسی به انرژی بود و مشکل اصلی کشورهای در حال توسعه آلودگی و پستماندهای انرژی بود. دسترسی به انرژی پایدار مستلزم دو نوع پیشرفته، پیشرفت فناوری و پیشرفت در زمینه سیاست گذاری. در خصوص بعد اول لازم به ذکر است که تا زمانی به لحاظ فنی و فناوری بخش انرژی توسعه نیابد، نمیتوان انتظار پایداری در این حوزه و استفاده از اشکال پایدار انرژی را داشت. بر اساس گفته بورتون ریچر، برنده جایزه نوبل فیزیک، این مسئولیت ماست که فناوری هایی را توسعه دهیم که به کل مردمان دنیا اجازه ارتقای استانداردهای زندگیشون رو بدون تخریب محیط زیست بده. هرچند روند توسعه فناوری نسبتاً زمانبر خواهد بود و به اعتقاد برخی دستیابی به یک سیستم جهانی انرژی پایدار مستلزم نیم قرن پیشرفت فناوری، دستیابی به مفهوم انرژی پایدار به عنوان یک هدف بلند مدت باید در سیاست‌های بین‌المللی انرژی گنجانده شود. در بعد سیاست‌گذاری نیز تعقیب مسیر توسعه پایدار نیازمند اعمال تغییرات شدید در الگوهای تولید و مصرف انرژی است. امروزه مدیریت تعامل میان انرژی و محیط زیست یکی از چالش‌های پایدار برای تصمیم گیرندگان در حوزه انرژی است. برای انجام چنین مدیریتی و اصلاح کل ساختار بخش انرژی، بخش‌های دولتی و خصوصی باید با یکدیگر همکاری کنند و بالاخص سازمان ملل. در کشور ما نیز به دلیل بهره‌مندی از ذخایر عظیم نفت و گاز، انرژی از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی که از منابع فراوان انرژی برخوردار است و پس از سال 1913 همواره به عنوان یکی از صادرکننده های اصلی نفت محسوب میشه. با توجه به اینکه در میان دو منبع بزرگ انرژی جهان، دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب قرار داره، از جایگاه ویژه‌ای در سطح بین المللی برخوردار هستش. کشورمون از نظر میزان ذخایر زغال سنگ در رتبه 30 جهان قرار داره، اما غنی بودن کشور از نظر توجه به جایگاه این کانی باعث شده برنامه‌ریزی برای استخراج بیشتر اون و افزایش میزان ذخایر زغال سنگ در کشور صورت نگیره. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای شده. حق برخورداری از سطح زندگی در خور شأن انسانی در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شکل مورد تایید قرار گرفته. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تامین معاش تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تامین اجتماعی بهره‌مند گردد. نگاهی می‌کنیم به قانون اساسی ایران. بنابر اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل 2 همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. علاوه بر این، طبق اصل 48 قانون اساسی، در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دست داشته باشد. اصل 43 نیز بیان می‌دارد که برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اهم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات، استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور، جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین می‌کند و کشور را به مرحله خودکفایی می‌رساند و از وابستگی برهاند. مطابق با اصل 44 نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،
رادیو، تلویزیون، پست، تلگراف، تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این هاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. همچنین اصل 45 بیان می‌دارد که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده هر یک را قانون معین می‌کند. مهمترین محورهای اصلی حقوق بشری هدف هفتم در خصوص کشور ایران را می‌تونیم اینطوری خلاصه کنیم که توزیع برابر دسترسی به انرژی میان تمامی مناطق کشور و بررسی تبعیض‌ها و نابرابری‌ها میان نقاط مختلف کشور، بحث صادرات انرژی ایران به کشورهای دیگر و بررسی سود و زیان اون از منظر اقتصادی و حقوق بشری، گرانی حامل‌های انرژی شامل برق، آب، گاز و سایر حامل‌های انرژی و تأثیرات منفی اون بر زندگی شهروندان، فرسودگی شبکه‌های توزیع انرژی شامل برق، آب و گاز و غیره و تلفات انسانی و خطرات ناشی از این فرسودگی بر شهروندان، وابستگی ایران به سوخت‌های فسیلی و ظرفیت‌های کشور ایران برای بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر و پایدار مثل بادی و خورشیدی و غیره. راهکارهاش به این صورت میشه صحبت کرد در موردش با توجه به عملکرد ایران در رابطه با هدف هفتم توسعه پایدار. مشخص شده که ایران پیشرفت خوبی در زمینه امکان دسترسی مردم به برق به ویژه در منطقه روستایی حاصل کرده و به عبارت این هدف به طور کامل محقق شده. همچنین حدود 98.5% از جمعیت ایران به منبع انرژی پاک برای پخت و پز دسترسی دارند که با توجه به روند فزاینده اون تحقق کامل این هدف در سال 2030 دور از ذهن نیست. ولی به رغم پیشرفت‌های مقطعی حاصل در رابطه با کاسته شدن از رشد سالانه شدت مصرف انرژی در ایران، روند عمومی شدت مصرف انرژی در ایران فزاینده بوده که مغایر با جهتگیری ارتقای کارایی مصرف انرژی و استمرار این رویه تحقق جزء سوم هدف هفتم توسعه پایدار رو تضعیف می‌کنه. اصلاح سیاست‌ها در حوزه انرژی بلخص در زمینه واقعی سازی قیمت‌ها تأثیر مهمی در بهبود عملکرد این متغیر در حوزه انرژی ایران خواهد داشت. همچنین سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در مصرف انرژی در ایران بسیار کمه و وضعیت خوبی از حیث تحقق جزء دوم هدف هفتم توسعه پایدار نداره. با توجه به رشد سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر در این حوزه انتظار می‌ره وضعیت ایران در تعمیل این هدف بهبود نیابد. مرسی که وقتتون رو به من دادین. من مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم بانو حبیبی گرامی بابت سخنرانی و اطلاعات خوبی که با ما به اشتراک گذاشتیم. خب دوستان عزیز، اگر در این مورد جناب آقای سبزیان، مایک در اختیار شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم. درود و وقت بخیر خدمت همه همکاران عزیز. خانم حیبن، یه قسمتی از صحبت هاتون من شنیدم، انگار فرمودید چند درصد از مردم ایران انرژی پاک یا تجدید پذیر دارن؟ اگه اشتباه نشنم فرمودید 60 یا 70 درصد، چون تا اونجایی که من میدونم انرژی پاک حالا تو ایران اونچنان اصلا استفاده نمیشه. تا اونجایی که من میدونم، البته شاید اصلا اطلاعات من غلط باشه، اگر این مورد یک بار دیگه توضیح بفرمایید. شاید من اشتباه شنیدم و من فقط چون گوش میدادم و این که گفتم که شاید من اشتباه شنیده باشم. ممنون میشم توضیح بدیم. مرسی. مرسی از اینکه سوال خوبی پرسیدین. نه، من گفتم برق و توی ایران 98.5% از مردم بهش دسترسی دارن، اما نمیتونن ازش استفاده کنن چون خیلی چیزهای دیگر رو ندارن و این رو به افزایشه و مردم نمیتونن از اون پسماندهای انرژی در واقع استفاده های پاک بکنن. ولی اون 30% برای زغال سنگ، درصد دیگه 60-70% توش به کار نبردم. سپاس خانم حربی. خواهش میکنم. جناب آقای سبزیان ادامه داره صحبتتون. خب آقای یزدان پناه در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. خسته نباشید خدمت همکارم. فقط یه نکته خیلی جالبه تو این بحث انرژی تجدیدپذیر مورد توجه قرار میگیره. شاید باورتون نشه، آمریکا با اون صنعت پیشرفتش
فقط 7% از انرژیشو از انرژی های تجدیدپذیر داره تامین میکنه. و برزیل که یک کشوری که اصلا شاید جزو کشورهای پیشرفته و صنعتی هم حساب نشه، بالاترین میزان انرژی تجدیدپذیر رو داره تولید میکنه و داره در اختیار شهروندانش قرار میده با 38.4%. آلمان فقط 18.2%، یعنی بیشترین مصرف سوختهای فسیلی رو شاید تو اروپا میشه گفت آلمان داشته باشه. فقط خواستم این آمار هم به سخنرانی خوبشون اضافه کنم. ممنون از وقتی که من دارید. ممنون از مشارکتتون. جناب آقای لطفی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بله ممنون. زمین خسته نباشید خدمت سرکار خانم حبیبی. چند تا مورد رو حالا من یادداشت کردم. یکی اینکه خب درست منابع انرژی در ایران زیاده و خب ایران دارای چاهای آب و چاهای نفتی و گاز، منابع گازی بیشماریه، ولی در جایی که خود میدونین اکثرتون، بخشی از این منابع مشترک بین ایران و باقی کشورها و متاسفانه تو بعضی از این چاها و اون منابع مشترک ایران بسیار کوتاهی میکنه و از اون حقی که باید ببره نمیبره. یه مسئله ای که هستش، خب این سوخت فسیلی، حالا چه گاز چه نفت، به صورت تقریبا میشه گفت هزینه بسیار پایین، شاید نه آنچنان نسبت به فروشش داره تولید میشه، داره استخراج میشه و خب طبیعتاً با فروشش یه تفاوت قیمتی چشمگیری وجود داره. یکی از دلایلی که ایران پشتوانه است به این بحث، وابسته است به این بحث سوخت‌های فسیل و انرژی متاسفانه فسیلی، این سودیه که این وسط وجود داره و تمام این سود باعث میشه که یه درآمد خیلی هنگفتی وارد کشور بشه و این دست رو باز میکنه برای دزدی ها و فساد هایی که داریم میبینیم و خب متاسفانه روز به روز زیاد میشه. آخریش هم که خب فولاد مبارکه اصفهان گل سرسبدش رو چند وقت پیش چند روز پیش متاسفانه زینه و این درآمد حاصل از بیاد و در بحث تولید انرژی پاک، مثل به دلیل وجود شرایط آب و هوایی که تو ایران وجود داره و نور کافی خورشیدی، راحت میشه از انرژی خورشیدی استفاده کرد برای برق، بیان هزینه کنن این اتفاقات رو در داخل کشور برای استانهایی که این امکان براشون مهیاس، هزینه بشه برای مردم، مطمئنا این امکان فراهم میشه که از لحاظ آب و هوایی هم کشور ما از اون که بحث آلودگی بیرون بیاد. مورد دیگه که اینجا وجود داره، متاسفانه فرهنگ درست استفاده کردن از انرژی هم در بین مردم ما پایینه، یعنی فرهنگ درستی برای این زمینه نیستش، به خاطر همینم مصرف انرژی بالاست. نبودن آب، یعنی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی که داره تو مناطق خشک قرار گرفته و آب کمه، خب متعاقباً اون درآمده اگه بیاد بره تو بحث کشاورزی هزینه بشه، کشاورز به قولی اون منابع کشاورزی اونو ما تا جایی که بتونیم به واسطه این درآمدهامون وارد بکنیم، میتونیم آب کمتری هزینه کنیم، آب کمتری مصرف کنیم، محصولات کشاورزی بیشتری رو وارد کنیم. به جای اینکه آبی هزینه کنیم و محصولات کمتری برداشت کنیم، میتونیم محصولات بیشتری رو وارد کنیم به اون درآمد ناخالص، درآمدی که ما داریم، و این باعث میشه که به قولی ما تو بحث آب هم صرفه‌جویی کامل رو داشته باشیم و بتونیم سالیان بیشتری رو این بحث خوش‌سالی و تموم شدن منابع آبمون رو به عقب‌تر بندازیم. ممنون. من فکر میکنم بیشتر از تایمم صحبت کردم. متشکرم جناب آقای لطفی، سپاس از مشارکتتون. خب البته من یه نکته رو فراموش کردم، خواستم بگم در صحبت های خانم حبیبی، حالا طبق چیزی که خونده بودم، درسته ایران در ردیف دوم یا حالا سوم هستش از بابت منابع گازی، اما کشور ما متاسفانه حتی جز 10 کشور صادر کننده گاز هم نیستش. خب بخش بعدی در خدمت سرکار خانم آیلار اسماعیلی هستیم با موضوع اعدام زندانیان سیاسی سال 67. سرکار خانم اسماعیلی، مایک در اختیار شما، بفرمایید. با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی.
اعدام زندانیان عقیدتی سیاسی در تابستان 1367 یا کشتار 67 یک رخداد بود که در آن به فرمان سید روح الله خمینی چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران و در ماه‌های مرداد و شهریور 1367 به گونه مخفیانه اعدام شده و در گورهای دست جمعی دفن شدند. بیشتر کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه اعضای دیگر گروه‌های چپگرا مانند سازمان فدایان خلق ایران و حزب توده نیز در میان آنها وجود داشت. نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر جرم زندانیان را همکاری با سازمان‌های مخالف نظام به ویژه سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های گوناگونی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست کردند. اما مقامات جمهوری اسلامی اعدام آنها را به دلایلی همچون کشف تشکیلات مرتبط با سازمان مجاهدین خلق در زندان، نتیجه ادامه محاکمه به علت ترور مقامات جمهوری اسلامی ایران توسط آنها ذکر کردند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع گوناگون متفاوت و بین 1879 نفر، اما توسط گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تا 3000 یا 4482 نفر تخمین زده شده است. مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کردند و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام لازم و ضروری شمردند. به گفته خانواده برخی از اعدام شدگان و افرادی که از اعدام‌ها جان سالم به در بردند، بسیاری از بازداشت شدگان در دهه 60 جوانانی در دهه 20 زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتاً به دلیل داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند و در تابستان 67 در حال گذراندن محکومیت خود بودند یا حتی محکومیتشان تمام شده بود. فرایند اعدام‌ها در بیخبری مطلق زندانیان صورت می‌گرفت و هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سوال برای اعطای عفو عمومی می‌پرسند. در صورت عدم رضایت از پاسخ‌ها هیئت اعدام فوراً دستور انتقال به اتاقی برای نوشتن وصیت‌نامه می‌دادند و سپس زندانیان در دسته‌های 6 نفری و با چشمان بسته به دار آویخته می‌شدند. در نهایت اعدام شدگان بدون اطلاع به خانواده‌ها در گورهای دست جمعی به خاک سپرده می‌شدند. بیشتر خانواده‌ها نیز پس از چند ماه خبردار شدند که فرزندانشان اعدام شدند. حسین علی منتظری بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها بود که پس از اعتراض‌های کتبی در یک جلسه حضوری به تاریخ مرداد 1367 با حضور هیئت اعدام، یعنی حسین علی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین به آنها می‌گوید که شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند. این موضوع و اعتراض‌های منتظری به قیمت برکناریش از جانشینی سید روح الله خمینی برای رهبری ایران و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید. در فروردین و اردیبهشت سال 1400 نیز اقداماتی از سوی نظام حاکم بر ایران جهت تخریب و تغییر کاربری این قبرستان انجام شد که با مخالفت مادران داغدار خاوران و مجامع حقوق بشر مواجه شد. 13 اردیبهشت 1400 بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین الملل و 24 سازمان غیر دولتی بین المللی در نامه سرگشاده‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق بین المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی سیاسی در ایران در تابستان 1367 شدند. در 19 شهریور 1400، 25 نفر از برندگان جایزه نوبل به مناسبت 31 سالگرد اعدام‌های 1367 در ایران در نامه این خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد بر ضرورت تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای انجام تحقیقات درباره این نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در ایران تأکید کردند. در 8 آذر 1400، بیش از 100 ورزشکار ایرانی با ارسال نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواهان حسابرسی و محاکمه سید علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی در شورای امنیت سازمان ملل به خاطر قتل عام سال 67 تحت عنوان جنایت علیه بشریت شدند. 18 خرداد 1401 سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار یک سند اعدام هزاران زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی در تابستان سال 1367 را
جنایت علیه بشریت ماند. این سازمان یکی از اهداف انتشار این سند را پاسخگو کردن عاملان بازمانده خوانده است. هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود می نویسد با آقای موسوی اردبیلی درباره مطالب خطبه های جمعه 14 مرداد مذاکره کردیم. در این روز یک هفته پس از شروع اعدام ها موسوی اردبیلی در نماز جمعه گفت جمع کثیری از ایران رفتند و آنجا برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کردند. یک جمعی هم در ایران در زندان ها هستند. مردم علیه اینها آنچنان آتشی هستند. قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید؟ اینها که محاکمه ندارند، حکمش معلوم، موضوعش هم معلوم است و جزایش هم نیز معلوم می باشد. قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می شوند؟ قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند و یک دستهشان زندانی می شوند؟ شعار منافق زندانی اعدام باید گردد از توی نمازگزاران سر داده شد. اکثر مراجع روزهای پنجم تا هفتم مرداد را هنگام آغاز اعدام ها می دانند. عملیات فروغ جاویدان سوم مرداد آغاز شد، اما یروند آبراهامیان این روز را 19 ژوئیه برابر با 28 تیر نگاشته است. به هر حال در این روز در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندان ها صورت گرفت و تلویزیون ها و روزنامه ها جمع شدند و زندانیان محدود شدند. آبراهامیان می نویسد در نخستین ساعات روز جمعه 28 تیر ماه 1367 برابر با 19 ژوئیه 1988 حصارهای آهنی برگرد زندانهای اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه ها بسته و تلفن ها قطع شد. تلویزیون ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه ها، روزنامه ها و بسته های دارویی در زندان ها خودداری ورزیدند. ساعت ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندان ها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلول های خود باقی بمانند و صحبت با نگهبانان و کارگران خودداری کنند. رفت آمد به مکان های عمومی مانند درمانگاه ها، کارگاه ها، قرائتخانه ها و تالار های تدریس و حیات ها ممنوع شد. در میان مسئولان و پاسدارهای زندان ها عبارت اینها را ببر ببند رمزی به بند رمزی بود برای بردن زندانیان برای اجرای حکم اعدام. برخی از اعضای گروه عیاران که هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بودند نیز در قتل عام سال 1367 کشته شدند. از پاسدارها هم شنیدیم که میگفتند یک کاری میکنیم که اینها کمونیست ها یا نماز بخوانند یا بمیرند. گفتار یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی درباره قتل عام زندانیان اسلام ناباور. در جریان قتل عام سال 1367 موج دوم اعدام ها یعنی اعدام زندانیان اسلام ناباور نیز انجام شد. موج دوم کشتار زندانیان یعنی چپکشی از شهریور 1367 آغاز شد. به گواهی یکی از جان به در بردگان قتل عام 1367 یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی به نام حسین طالقانی به دلیل اینکه به پرسش آیا مسلمان هستی پاسخ منفی داد اعدام شد. بنابر کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی دو ماه پس از آغاز اعدام در روز 5 مهر 67 روح الله خمینی بررسی وضعیت باقی مانده زندانیان سیاسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نمود. با تاکید بر اینکه این رسیدگی مطابق روال معمول و قبل از حوادث اخیر انجام شود. وزارت اطلاعات از این امر استقبال کرد ولی برخی قضات اوین مخالفت کردند و نظر تندتری داشتند. به گفته آبراهامیان هیئت اعدام در تهران به زندانیان اطمینان می‌دادند که چند سوال برای اعطای عفو عمومی می‌پرسند. از نظر او این سوالات هیئت اعدام همچون معرفی دوستان در جلوی دوربین به گونه‌ای طراحی شده بود که بتوانند شرافت، احترام و عزت نفس زندانیان را به چالش بکشند و از این رو افراد کمی می‌توانستند جان سالم به در ببرند. به عنوان مثال در مورد مجاهدین سوال مشخص آیا حاضر به معرفی یاران سابق خود در برابر دوربین هستید؟ آیا حاضر هستید به خط مقدم رفته و از روی مینهای دشمن عبور کنید؟ و در مورد چپگرایان آیا به قرآن معتقد هستید؟ آیا حاضرید علنی ماتریالیسم تاریخی را نفی کنید؟ آیا حاضرید به نفی اعتقاد گذشته‌تان در مقابل دوربین هستید؟ و آیا در دوران کودکی پدر شما نماز می‌خوانده؟ قرآن می‌خوانده و روزه می‌گرفته است؟ پرسیده شده است. بر اساس تحقیقات آبراهامیان نظر شخصی هیئت مرگ گاهی اوقات متفاوت بوده است و در حالی که نیری تلاش می‌کرده که عده بیشتری را اعدام کند
اشراقی به دنبال کاهش تعداد اعدامیان بوده است. بر پایه گفته نویسندگان گزارش فتوای مرگبار، یک نه ساده کافی بود تا زندانی اعدام شود. برخی از اعضای کمیسیون مرگ زندانیان را فریب می‌دادند، یعنی ادعا می‌کردند از اعضای کمیسیون عفو هستند و می‌خواهند آنها را آزاد اما در واقع اعدام کنند. بر پایه منابعی همه اعضای کادر زندان را در کشتار زندانیان درگیر کردند تا بعدها بر ضد حکومت شهادت ندهند. به گواهی برخی از زندانیان، یکی از بازجویان حوزوی به نام محمد مقیسته، نام مستعار ناصریان، زندانیان را منافق خبیث و سگ منافق و مجاهد خبیث خطاب می‌کرد. ملی‌کش به زندانیانی گفته می‌شد که حکم حبس آنها پایان یافته ولی در زندان می‌مانند تا به نظام جمهوری اسلامی ایران باورمند شود. برخی از بازجویان از جمله حمید نوری زندانیان را در اتاق گاز شکنجه می‌کرد. همچنین یکی از زندانیان به دلیل مسخره کردن شعری از خمینی 3 بار به اتاق گاز برده شد و 5 ماه در سلول انفرادی حبس شده بود. به این نتیجه رسیدیم که بالاخره پس از 3 روز مقاومت ما را می‌کشند. پس بهتر است که صبح بگوییم ما مسلمان نیستیم تا هر چه زودتر خلاص شویم. صبح که ناصریان محمد مقیسته آمد، گفتیم ما مسلمان نیستیم. گفت غلط کردید که نیستید. اول به دلیل نماز نخواندن حسابی شلاق بخورید تا بعد بمیرید. خاطره یکی از بازماندگان قتل عام سال 1367 درباره شکنجه به دست یکی از حوزویان بازجو. جنایاتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام در حال وقوع‌اند که شبیه آن هرگز دیده نشده است. تعداد زیادی از زندانی‌ها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته شدند. در زندان مشهد حدود 25 دختر به خاطر آنچه بر آنها اتفاق افتاده بود مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم خود شدند. در برخی زندان‌های جمهوری اسلامی دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می‌گرفتند. گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود درباره خشونت علیه زنان از تجاوز به دختران باکره جوان زندانی پیش از اعدام به واسطه ازدواج اجباری در دهه 1360 خبر داد و افزود که حالتهای دیگری از خشونت جنسی همچنان در ایران ادامه دارد. تجاوز جنسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعی است. بر پایه گفته شاهدان و اسناد به دست آمده، در جریان اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان 1367، مسئولان اعدام در فرآیند نقض حقوق کودکان در مقابل کودکان زیر 14 سال اعضای خانوادهشان را تیرباران و اعدام می‌کردند. کودکان و نوزادان را همراه با خانواده خود در سلول‌های انفرادی حبس می‌کردند. همچنین شواهد و شاهدان نشان می‌دهد که ده‌ها کودک زیر 18 سال که اکثر آنها دختر بودند اعدام شدند. یکی از زندانیان سیاسی به نام منوشهر اسحاقی میگوید که در 13 سالگی بازداشت و شکنجه شد و در سلول انفرادی حبس شد. وی هر روز در زندان گریه می‌کرد. برخی از زندانیان با اینکه درباره نگرش سیاسی خود ابراز پشیمانی کرده بودند، پس از آزاد شدن ناپدید شدند. پاسدارها دارایی‌های زندانیان اعدام شده را به عنوان غنیمت برمی‌داشتند. به پدر یکی از کشته شدگان قتل عام 1367 خبر اعدام فرزندش را می‌دهند و به وی می‌گویند پسرت را کشتیم، او بد بود، جایش در جهنم است، جسد را هم نمی‌دهیم و حتی ساک تحویل داده شده به پدر متعلق به فرزندش نبود. بیشتر اعدام شدگان چپگرای زندان‌های تهران در گورهای دست جمعی در گورستان خاوران به خاک سپرده شدند. 4 اردیبهشت 1400 در اطلاعیه برخی از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان دهه 60 اعتراض خود را نسبت به حفر قبرهای تازه در گورستان خاوران به عنوان یکی از بزرگترین گورستان‌های دست جمعی هزاران زندانی سیاسی اعدام شده در ایران ابراز داشته و از این اقدام به عنوان تلاش تازه حکومت جمهوری اسلامی ایران برای فراموشی بقایای جنایاتشان در سال‌های دهه 60 و قتل عام تابستان 67 نام بردند. حداقل 44 زندانی سیاسی مرد و زن در اهواز در گورهای جمعی در منطقه پادشاه دفن شدند. نام‌های برخی از گورستان‌هایی که پیکرهای زندانیان قتل عام شده در سال 1367 در آنها به طور دست جمعی و بینشان دفن شدند. خاوران تهران، خاوران سمنان، خاوران گلستان، گورستان دسفول، گورستان زنجان، گورستان ارومیه، گورستان مسجد سلیمان. درباره واقعه کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 فیلم‌های مستند فراوانی ساخته شده و همچنین نمایشنامه‌های مختلفی به روی صحنه رفته است. سرگذشت‌های ناتمام این فیلم مستند روایت خانواده‌های اعدامیان تابستان 67 است که توسط بنیاد برومند ساخته شده است.
در سال 2013 تلویزیون فارسی زبان مناطق در 25مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی سال 67 مستند رویه آزادی را پخش کرد که در روایت زنانی است که در دهه 60 را به عنوان زندانیان سیاسی سپری کردند. این مستند برای اولین بار با مصاحبه با این زنان زندانی از شرایط و اتفاقات آن دوران پرده برداشت. در سال 2014 نیما سروستانی، فیلمساز ایرانی مقیم سوئد، فیلمی با عنوان آنها که گفتند نه درباره کشتارهای سال 67 ساخت. ایرج مصداقی یکی از شخصیت‌های فیلم است. او یکی از جان به در بردگان کشتارهاست که اکنون به عنوان پناهنده سیاسی در سوئد زندگی می‌کند. او که هنوز درگیر آثار شکنجه‌های دوران زندان است، زندگی خود را وقف آگاهی رسانی جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران کرده است. این اتفاق ناگوار ناقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات برای همه، ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر بردهداری ممنوع، ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه ممنوع، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزش انسانی در همه جا، ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق محاکمه قانونی برای همه است. با امید بر اینکه بیش از این شاهد کشته شدن هموطنان بی‌گناه ما نباشیم. سپاس از اینکه سخنرانی من رو گوش کردیم. ممنون کرا خانم. سپاس از شما سرکار خانم اسماعیلی عزیز با سخنرانی جامع کاملی که داشتین. در واقع واقعا این اتفاقی که افتاده، این فاجعه که بوده و توسط کسانی که در سال دهه در واقع 60 بخواهیم در نظر بگیریم این اقدامات رو انجام دادن، این فاجعه بسیار بزرگی بود و من خودم به شخصه یکی بابت این که حمید نوری محاکمه شد و به هر حال این قضیه علنی شد و جامعه جهانی هم فهمید، خیلی خوشحالم و امیدوارم که بنابر مسائل پشت پرده روابط بین المللی به ایران باز نگردونن، یعنی اون حالت گروگانگیری که ایران انجام میده رو قبول نکنه کشور سوئد و اون مجازات در واقع ادامه دار باشه. جناب یزدان پناه در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. از سلامشید خدمت همکاران و خصوصا همکارمون خانم اسماعیلی بابت سخنرانی خوبشون. ببینید، من یه عنوان بهتر برای این سخنرانی میتونم عنوان کنم، باید اسمش گذاشت اعدام عقیده ها یا بذاریم قتل آزادی بیان، شاید این خیلی بهتر باشه. چون اصلا ببینید توی مسئله اعدام زندانیان 67 مسئله نبود که فقط اعضای سازمان مجاهدین باشن، خیلی از افرادی که اونجا بودن فقط به خاطر بیان عقیدهشون وارد زندانشون از بعد از انقلاب 57 و تقریبا زندانشون رو به اتمام بود، یعنی دوره محکومیتشون رو به اتمام بود، منتها به خاطر اینکه رژیم میترسید از اینکه بعد از اینکه این دوران محکومیتشون تموم شه دوباره با مشکل اعتراضات خیابونی یا بس آزادی بیان دوباره مطرح بشه و نتونه جوابگو باشه، اومد اینا رو اعدام کرد و این یه جور اعدام عقیده است، اعدام قتل آزادی بیانه به نظر من. و واقعا این قضیه هنوز هم ادامه داره. ما ببینیم نوید افکاری رو داشتیم که نوید افکاری واقعا به هیچ جرمی وارد زندان شد و فقط به خاطر یه اتهامی که اصلا نتونستن اثباتم کنن اعدامش کردن. و نوید افکاری توی صحبت‌های آخرش گفت اگه سازمان حقوق بشری وجود داره من نباید اعدام بشم، ولی متاسفانه اعدام شد و این روند همچنان در جمهوری اسلامی ادامه داره و تنها راهش اینه که این رژیم سرنگون بشه و هیچ چاره دیگه‌ای به نظر من برای این پایان این ماجرا وجود نداره. من مایک رو رها میکنم، ممنون از وقتی که من دادید. سپاس از مشارکتتون جناب یزدان پناه، کاملا درست فرمودید شما. جناب آقای شایگان رو میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود و وقت بخیر خدمت همه عزیزان. دو تا نکته رو من میخواستم اعلام کنم، یکی که تو گزارش این همکار از اون جای جناب شایگان شما اینترنتتون ضعیف هست و ما صدا شما رو نداریم.
خب ظاهرن قد شدن ایشون. آقای طایف رو میشنویم، بفرمایید جناب طایف. با عرض درود خدمت همه همکاران و با تشکر از همکار گرامی و این نکته رو میخواستم بگم که من همیشه از این عنوان، از این اعدام های 67 که میاد یا هر اعدامی که میاد، من همیشه به عنوان یک نسل کشی یاد میکنم. یعنی تو هر جمعی، تو هر جای سخن بگم، فقط عنوان نسل کشی رو اینجا به کار میبرم که یعنی واقعا دارن، حالا به هر طریقی این حکومت اومده، از هر کجای نشأت گرفته، واقعا دارن ایرانی ها رو نسل کشی میکنن. یعنی این یک درختی هستیم که دارن فقط ریشه به تیشه ما میزنن. این نکته رو خواستم فقط با شما به اشتراک بذارم. مرسی از اینکه ما که در اختیار من هستید. ممنون از نظرتون آقای طایف. آقای شایگان، اگر که الان اینترنتتون اوکی هست میشنویم شما رو، بفرمایید. درود مجدد. من فکر کنم اینترنت من اینجا خیلی ضعیفه، اگر صدای منو میشنوید که من ادامه بدم، اگر نه که الان بله صداتون هست جناب شایگان، بفرمایید. بله، داشتم عرض میکردم که این عملیات فریبی که خانم اسماعیلی هم گفتن تو گزارششون، از بعد ورود خمینی آغاز شد. یعنی اونجایی که ازش پرسیدن که شما یه فلان حرفا رو میزدین، فلان وعده ها رو دادین، الان چرا این کارو میکنی، که گفت خودعه کردین. یعنی این خودعه و نیرنگ از اون ابتدا وجود داشت. یا همون بحثی که آقای محسن رضایی برگشت گفت که عملیات کربلا چرا لو رفته و چرا انجام دادین، گفتش که عملیات فریب بود و غیره. یکی این بحث فریب دادن جمهوری اسلامی ریشه دار است. بحث دوم برای من این جای سوال است که همه جهان، همه سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل میدونن که این جنایات اتفاق افتاده، یعنی ساخته شده. اینکه چرا با جمهوری اسلامی مماشات میکنن و سرانش رو محاکمه نمیکنن، برای من جای سواله. چه اتفاقی باید بیفته که سران جمهوری اسلامی محاکمه بشن؟ من این برام جای سواله واقعا. خیلی ممنونم که وقت در. ممنون از شما جناب شایگان. در مورد جنایت جمهوری اعدام‌ها یه سری مسائل هستش، مثل خاطرات آقای خلخالی که حالا هم فیلمش هست هم کتابش هست. یه موضوعی که من خیلی واقعا دیدم چقدر یک انسان، یعنی نمیتونم واقعا اصلا اسم انسان رو روشون بذارم، این که زمان اعدام‌ها اول از همه که عنوان کردن که هر کی رو که دستگیر می‌کردن، یعنی این شیوه حکومت اسلامیشون هستش، بدون دادگاه در عرض 2 روز یعنی دستگیر شده بود اعدام می‌کردن، یعنی نه وکیلی، نه دادگاهی، نه هیچی. و یک سری هم در اعدام‌های 67 که هم تو خانم اسماعیل عزیز فرمودن، بسیاری از اونها اصلا دوره محکومیتشون تموم شده بود، اما بلا فاصله باز پرونده سازی میکردن و به دلایل دیگه که باز همین الان هم هست هنوز اونها رو اعدام میکردن. و حالا آقای نیری که اومدن صحبت کردن همین چند روز قبل در این مورد، این رو مطرح کردن که اگه این اعدام رو انجام نمیدادن نظام باقی نمیموند، یعنی تمام این کشتار و همون نسل‌کشی که شما گفتین فقط به خاطر پایداری نظام انجام گرفته. جناب یزدان فنا، بفرمایید، خواهش میکنم. من خیلی خلاصه فقط پاسخ آقای شایگان بدم. فهمیدم چرا مسئولین رژیم محاکمه نمیشن. ببینید من یه مثال خیلی واضح میزنم دیگه، بیشتر از اینم بستش نمیدم قضیه رو. ببینید توی بمباران شیمیایی که توی مناطقی از ایران انجام شد، تمام دنیا سکوت کرد، تا سالیان سال سکوت کرد. علتش هم تو میدونید چیه؟ چون تولید کشورهای خودشون بود. حالا تو بقیه مسئله ما همینه، ما تو دستای پشت پرده رو نمیبینیم، یعنی اینجوری داستان از این قراره. من باید کارا میکنم، ممنون از وقتی که من دارید. ممنونم جوای از آن فرانا. بله دقیقا درسته، به حال یک مسائل پشت پرده هست که این اتفاق میفته. حالا بعد از آقای طایف یه مسئله دیگه رو عرض میکنم، بفرمایید، خواهش میکنم. بله مرسی. صحبت از جنگ ایران و عراق شد، بازم نسل کشی بود، بازم جوان هایی که انقلاب کردن اگه میموندن میدیدن که بله این اون چیزی که میخواستن نیست، دوباره انقلاب میشد. جنگ و رای انداختن، نسل کشی کردن.
و دست‌های پشت پرده که 100% هست، بمب‌های شیمیایی که ساخته می‌شدن تو هانوفر الان بسته است، من از نزدیک دیدم و خیلی ساده میتونید تو یوتیوب سرچ کنید گزارشگری که از بمب‌های شیمیایی آلمان گزارش میده که روزی که بمب‌های شیمیایی رو به حلبچه میزنن و مردم رو قتل عام میکنن، تو عراق تو یک هتل مجللی آلمانی‌ها و آمریکایی‌ها داشتن شامپاین باز میکردن و جشنی گرفته بودن که اصلا خیلی عالی بوده که بله این کارهایی که ما کردیم، این بمبایی که ما ساختیم نتیجه داد و عمل کرد. و ما از همچین جهانی، همچین دنیایی به هیچ موقع انتظار نداریم که بیاد سران جمهوری اسلامی را مجازات کنه و همیشه دارن مماشات میکنن. و امروز هم که داریم میبینیم جنگ روسیه شروع شده، الان دارن برجام امضا میکنن. چرا؟ چون ذخایر نیاز دارن و اینجا به مشکل خواهد. مرسی. سپاس جواد. دوستان موضوعی که فقط میخواستم بگم، حالا نمیخوام بگم قطعیت داره این، ولی شاید بشه این قضیه کمک کنه به این مسئله، اونم شکایت هایی هستش که در واقع توسط افرادی، حالا مثلا مثل همین موضوع آقای حمید نوری که توسط آقای کاوه موسوی اگه اشتباه نکنم اون شکایت تنظیم شد و به دادگاه رفت، اگر توسط اینجور افرادی که به هر حال در خارج از ایران روابطی دارن یا به هر حال میتونن صحبت کنن، حرفشون رو بزنن، یا حالا اگر اسمشون رو بخوایم اپوزیسیون بذاریم، یکی از کارهایی که میتونن بکنن این هستش که بتونن طرح شکایت کنن و حالا همین نسخوشی ها رو عنوان کنم و بشه از این طریق حداقل شاید در یک زمانی دادگاه های دیگری برای دقیق سران هم صورت بگیره. حالا میگم این قطعیت نداره ولی بی تأثیر نخواهد. خب اگر دوستان نظر دیگری ندارن در این مورد به بخش بعدی بپردازیم. بسیار عالی. جناب آقای لطفی در خدمت شما هستیم که با موضوع دریاچه ارومیه سخنرانی خودتون را بفرمایید. مایک در اختیار شما، بفرمایید. بله، عرض ادب و احترام مجدد خدمت شما همکاران و عزیزانی که ما را همراهی میکنند از طریق یوتیوب و برنامه رادیویی و تلویزیونی کانون حقوق بشر. در مورد دریاچه ارومیه سخنرانی بنده در مورد تقریبا میشه گفت شامل دو بخشه، یکی این توضیح در مورد تاریخچه و عظمت دریاچه ارومیه و مشکلاتی که به وجود اومده، در بخش دوم که باعث خشک شدن این دریاچه داره میشه و امکانات و اون مسائلی رو که همراه داره، و در نهایت راهکارهایی هستش که دارن انجام میدن برای احیای دوباره این دریاچه. دریاچه ارومیه و دریای مازندران دو تا دریاچه های بزرگ ایران هست، با این تفاوت که دریای مازندران یا همون دریای خزر یا کاسپیان در حال حاضر به طور کامل در مرزهای ایران قرار نداره. بنابراین اون چه باعث تمایز دریاچه ارومیه و دریای خزر میشه موقعیت جغرافیاییشه. دریاچه ارومیه به طور کامل در مرزهای ایران قرار داره، قدمت تاریخی زیادی داره و در طول تاریخ بارها نام اون تغییر کرده. پیشتر دریاچه ارومیه چیچست نام داشت که به معنای درخشنده بود. بعد از اون مدتی به اون دریاچه کبودان گفته شد که امروزه نام یکی از جزایر دریاچه ارومیه کبودانه. طبق اسناد به دست اومده برخی از اقوام ارامنی ساکن در ایران به دریاچه کبودان، به اون دریاچه کبودان هم میگفتن. کبودان در لغت به معنی آری است. در تاریخ ادامه پیدا میکنه این تغییر نام ها تا به زمان معاصر میرسیم، زمان سلطنت رضا شاه. به افتخار اون مدتی نام دریاچه ارومیه رو دریاچه رضاییه گذاشتن که البته بعد انقلاب به نام پیشین خودش یعنی ارومیه برگردونده شد. در مجموع باید بدونیم که کلمه ارومگولو در حقیقت برگردان ترکی دریاچه ارومیه است. در نتیجه نام فعلی این دریاچه زیبا از شهر ارومیه که مرکز استان آذربایجان غربیه گرفته شده. دریاچه ارومیه دریاچه‌ای در شمال غربی ایران طبق تقسیمات کشوری میان دو تا استان آذربایجان شرقی و غربی قرار گرفته. مساحت این دریاچه در حدود 6000 کیلومتر مربع بوده.
که در ردیف 25 دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار داشته. دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و بزرگترین دریاچه آبشور در خاورمیانه و ششمین دریاچه بزرگ آبشور در دنیا بوده است. امیدواریم همچنان با احیاش این اتفاق بیفته و این جایگاهشو حفظ کنه. آب این دریاچه بسیار شوره و پیشتر از رودخانه های زرین رود و سیمین رود و تلخ رود و گادر، باراندوز، شهرچای، نازلو و زولا تغذیه می شده. مهمترین جزایر این دریاچه عبارتن از جزیره کبودان، اشکداغی، آرزو و اسپیر. دریاچه ارومیه میلیون ها سال پیش بخشی از دریای پاراتتیس بوده. نام دریاچه چیچست بارها در کتیبه های سده نهم پیش از میلاد ذکر شده که از جمله اون میشه به کتیبه شلمنسر سوم پادشاه آشوری اشاره کرد. این کتیبه متعلق به سالهای 858 تا 824 قبل از میلاده. شلمنسر سوم جزو پادشاهان قدرتمند باستانی بود که تونست در زمان خودش و بخشهایی از بابل، سوریه، کوههای تروس و دریاچه وان ترکیه هم مسلط بشه. در این کتیبه ها ذکر شده دریاچه چیشست محل زندگی دو قوم ساکن در فلات ایران به نام پرسواح یعنی پارسیان و ماتای یا میتانی ها بوده. اقوام منائیان اطراف تیه حسندو و جنوب دریاچه ساکن بودند. منائیان یا ماننا از کوچکترین اقوام دولتی لولوبی بودند که در هزاره اول قبل از میلاد جدا از اتحادیه قبایل ماد در شمال ایران زندگی می‌کردند که بنابراین این اقوام رو میشه قدیمی ترین ساکنای اطراف دریاچه ارومیه بدونیم. در گذشته و به ویژه سالهای پس از میلاد مسیح بسیاری از دولت‌های حاکم بر سرزمین ایران نیروهای کشتیرانی خودشونو در دریاچه ارومیه مستقر می‌کردند تا از این منطقه مهم مراقبت کنند. جالبه بدونیم کشتیرانی در دریاچه به مهارت‌های خاصی نیاز داشته. نوع آب و هوای منطقه، آب شور دریاچه و بادهایی که در اطراف می‌وزید باعث می‌شد تا شرایط عبور یا تردد کشتی‌ها در دریاچه دشوار باشه. در اون زمان فقط بومی ها قادر بودن تا کشتی ها را در دریاچه چیشه صدایت کنند و این یکی از منابع درآمدی بسیار مهم برای دولت های وقت و دریانوردا بوده. حتی در زمان قاجار نیز نیروهای دریانوردی فرانسوی ها با پرداخت مبالغ هنگفت به دولت امتیاز کشتی ایرانی در دریاچه را گرفته بودند. در حقیقت بیشتر حاکمان آذربایجان که همان پسران شاهان ایران بودند در ازای پرداخت مبلغی به دولت مرکزی امتیازات خاصی به دولت‌های خارجی می‌دادند و درآمد فراوانی هم کسب می‌کردند. البته همیشه این تبادلات یا امتیازات تجاری به نفع ایران تموم نمی‌شد و گاهی به عنوان خراج دولت به قدرت‌های همسایه استفاده می‌شد. تبادلات امتیاز کشتیرانی در دریاچه ارومیه تا دوره پهلوی نیز ادامه یافت. به خصوص از اواخر قاجار یا زمان پهلوی اول بیشتر درآمد تجارت از طریق دریاچه ارومیه یا منابع غنی اون در اختیار دولت‌های خارجی بوده. امروزه کشتیرانی در این دریاچه بیشتر برای جابجایی ماشین‌ها بوده که به لطف طرح‌های عمرانی میشه گفت به طور کامل کشتیرانی در روی دریاچه برای همیشه از بین خواهد رفت. در سال 1352 نام دریاچه ارومیه با عنوان پارک ملی دریاچه ارومیه در فهرست پارک‌های ملی ایران ثبت شد. پارک ملی دریاچه ارومیه یکی از مهمترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران در ایرانه. وسعت پارک ملی دریاچه ارومیه 462600 هکتار بوده و یکی از 9 ذخیره‌گاه زیستکره در ایرانه. پارک ملی دریاچه ارومیه پس از مرداب انزلی از جالب‌ترین و نقص‌ترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران در ایران به شمار میره. بر اساس لیست تنوع زیستی پارک ملی دریاچه ارومیه که در سال 2014 و 2016 ارائه شده، این پارک مسکن 62 گونه باکتری و آرکوباکتر، 42 گونه قارچ‌های میکروسکوپی، 20 گونه جلبک، 311 گونه گیاه، 5 گونه نرم تنان دوکفه‌ای، 226 گونه از پرندگان، 27 گونه خزنده و دوزیست و 24 گونه از پستاندارانه. این زیست بوم به صورت بین‌المللی توسط یونسکو به عنوان منطقه تحت حفاظت به ثبت رسیده. این دریاچه با داشتن بیش از 100 جزیره کوچک صخره‌ای، محل توقف پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو، پلیکان، کفچ نوک، آکراس، لکلک، اردک پیسه، نوک خنجری، چوپا و مرغ نوروزیه و به خاطر شوری بیش از حد دریاچه هیچ نوع ماهی در این دریاچه زندگی نمی کنه. با
با این حال دریاچه ارومیه یکی از زیستگاه‌های مهم سخت‌پوستان آرتیما شناخته میشه. این سخت‌پوست یکی از منابع اصلی تغذیه پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو به شمار میره. در اوایل سال 2013 از رئیس وقت مرکز مطالعات آرتیمای ارومیه نقل شد که آرتیما در این دریاچه منقرض شده. این نظر رو برخی کارشناسان رد کردند، اما در بهمن 94 رئیس مرکز تحقیقات آرتیمای کشور عنوان داشت که بر پایه بررسی‌ها آرتیمای زنده در دریاچه ارومیه وجود نداره. یوسف علی اسدپور افسود در 3 ماهه اول سال جاری، یعنی سال 94، به علت وجود آب و ورود کافی اون به دریاچه ارومیه در مصب رودخانه های اون آرتیما شروع به زندگی کرده که متاسفانه با خشکسالی تابستانه این موجودات نابود شدند. این هم باعث افزایش آرتیمای دریاچه شد و تغییر رنگ بود و زیبایی اون رو دوچندان کرد. دریاچه ارومیه بزرگترین آبگیر دائمی در آسیای غربی در شمال غرب فلات ایرانه. حوزه آبریزش 51876 کیلومتر مربعه، معادل با 3% مساحت کل کشور. این حوزه توسط مجموع 60 رودخونه سیراب میشه که 21 رودخونه دائمی و فصلی داره و 39 تا اون دوره ایه. از این میان زرینه رود، سیمینه رود، تلخه رود و ورودی های اصلی به دریاچه است. البته بوده دیگه الان نیستن. این حوزه با داشتن دشتای مانند دشت ارومیه، تبریز، آذرشهر، بوکان، بوناب، میاندوآب، مهاباد، نقده، سلماس، پیرانشهر و اشنویه یکی از کانونهای ارزشمند فعالیت‌های کشاورزی و دامداری در ایران به شمار میره. سد بزرگ مخزنی بوکان نقش مهمی در حفظ این دریاچه تاکنون داشته، اما دلایلی که باعث خوش شدن این دریاچه از این با این همه زیبایی داشته چه دلایلی هستن؟ از اواسط دهه 80 دریاچه شروع به خشک شدن کرده. امروزه در خطرش خشک شدن کامل قرار داره. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که در سال 2500 دریاچه 88% مساحت خودش رو از دست داده. دلایل بسیاری برای خشک شدن دریاچه ذکر شده، از جمله سدسازی بی‌رویه، احداث بزرگراه بر روی دریاچه و استفاده بی‌رویه از منابع آبی حوزه آبریز دریاچه و همچنین بارش کم برف و بارون در سالهای اخیر. تحقیق جدیدی توسط چند تن از محققان آمریکایی نشون میده که خشکسالی تنها باعث کاهش 5% بارش در حوزه آبریز دریاچه شده و عوامل انسانی شامل پروژه‌های جاه‌طلبانه، توسعه اقتصادی آبی به همراه ساخت بزرگراه 15 کیلومتری بر روی دریاچه با دریچه کوچیک 2.1 کیلومتری وضعیت دریاچه رو به بحران کشیده. تا سال 2012 بیش از 200 سد بر روی رودخانه های آبریز این دریاچه در مرحله آماده بهره‌برداری یا پایان مراحل طراحی بوده. در بررسی های انجام شده در سال 94 اولین هفته آبان 94 تراز آبی دریاچه ارومیه 1270 متر اعلام شد که نسبت به سال قبلش 40 سانتی متر کم شده بود و این روند ادامه داشته تا به امروز. روزنامه اقتصاد پویا در سر مقاله خودش مقصر خشک شدن دریاچه ارومیه رو مردم و نمایندگانی معرفی میکنه که برای تأمین نیازهای کشاورزی و خانگی آذربایجان بارها خواستار انتقال آب رودخانه هایی که به دریاچه ارومیه میریزند به نقاط دیگه شده و از مقامات حکومتی درخواست داشتن تا آب این رودخانه ها برای تأمین نیاز باغ‌های مراغه و دیگر شهرهای استان استفاده بشه یا با فشار سنگین بر مسئولین طرح پل میانگذار دریاچه رو اجرایی کردن. البته قابل ذکره که بیش از 70% مردم ارومیه از طریق کشاورزی هزینه خودشون تأمین میکنن و باید فکر اساسی بشه تا هیچ طرف متضرر نشه. برخی کارشناسان معتقدند برای نجات دریاچه ارومیه به جای جاری کردن آب رودخانه ارس و خشکاندن اون و از بین بردن زمین‌های بارور نقاط دیگر باید از مصرف آب کم بشه و به وزارت نیرو اجازه داده بشه تا آب رودخانه‌هایی که به طور طبیعی به دریاچه می‌ریختند دوباره به دریاچه بریزند. دریاچه ارومیه یکی از دریاچه‌های نادر و غیر عادی تو جهانه که آبش فوق‌العاده اشباع از نمکه. از نظر اندازه، عمق، ترکیبات شیمیاییش، نوع رسوب اکولوژیک و گردش آب داره اختصاصات ویژه است.
علت شوری آب دریاچه باید از وجود سنگهای گچی و نمکی نئوژن در حوزه آبریزش اشاره کرد. از جمله عواملی که دیگه باعث شوری میشه عامل تبخیره. طبق محاسبات انجام شده میزان تبخیر سالانه از سطح دریاچه 1.2 متره. این مقدار با توجه به عمق متوسط دریاچه که 6 متره رقم خیلی بالاییه. بزرگراه شهید کلانتری روی دریاچه و به منظور سهولت ارتباط بین شهرهای ارومیه و تبریز احداث شد. افزایش سطح آب دریاچه در بخش‌های جنوبی و زیر آب رفتن دشت‌های جنوبی دریاچه و کاهش شوری آب در این قسمت و افزایش غلظت نمک در بخش شمالی از جمله مشکلاتی بوده که توسط این پل به وجود اومده. عدم بررسی و مطالعات لازم برای احداث جاده میانگذر، اثرات سوی بر اکوسیستم دریاچه و ضرر و زیان هنگفت اقتصادی بر جای گذاشته. در حال حاضر غلظت نمک در دو نیمه دریاچه تغییر کرده و عدم توازن آب ورودی و تبخیر در دو قسمت نیمه شمالی دریاچه را در معرض خشک شدن قرار داده. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که احداث جاده مذکور تغییراتی در روند فرایند رسوب‌گذاری عادیش ایجاد کرده، به طوری که گردش و پراکنش رسوبات پس از برخورد به بدنه‌های این جاده تغییر می‌کنه، به طوری که در آینده باید شاهد تغییراتی عمده از جمله تبدیل دریاچه به دو دریاچه کوچک شمالی و جنوبی باشیم. کارشناسان محیط زیست چنین پیش بینی کردند که در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه، آب و هوای معتدل منطقه و هوای گرمسیری با بادهای نمکی تبدیل بشه. یک لحظه ببخشید. علاوه بر نمک، آلودگی های بسیاری هم نظیر فلزات سمی سنگین که در صنعت مورد استفاده قرار میگیره و مواد سمی مورد استفاده کشاورزی و نفوذش به آبهای سطحی و زیرزمینی مربوط به دریاچه باعث شده که بعد از خشک شدن دریاچه ارومیه مقادیر بسیاری از این سمای هوازی میشه و برای زیستبوم و مردم منطقه خطرات بیماری های تنفسی رو به وجود میاره. عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اظهار داشته اگر دریاچه ارومیه واقعا کاملا خشک بشه و از بین بره، شهر تبریز باید تخلیه بشه. در صورتی که این تخلیه امکان پذیر هم باشه، حداقل 1000 میلیارد دلار هزینه داره. وی گفت اگر دریاچه ارومیه احیا نشه، هیچ حکومتی نمیتونه توی ایران دووم بیاره. شما نمیتونید برابر سیل مهاجرت میلیون ها نفر مقاومت کنید. اون در ادامه تاکید کرد حکومت جمهوری اسلامی همونطور که از روی نادانی دریاچه رو خشک کرده، مجبوره و موظفه تحت هر شرایطی و با هر هزینه اون رو احیا کنه، وگرنه امنیت زیستی چندین میلیون نفر ساکنان اطراف دریاچه ارومیه از بین میره. مدیر اجرایی سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت سال 76 که در وزارت کشاورزی مشغول به کار بوده، مرحوم مهندس جواهری مشاور آب این وزارت خونه گفته بوده من به شما هشدار میدم تاریخ پایان دریاچه ارومیه تا به حساب کتابی که من کردم تا سال 95 خوش میشه. وی ادامه داد با مستندات ایشان ظاهرا موضوع درست بود. در جلسه ای که با ایشان و دکتر بایبردی کارشناس آب و خاک داشتن به این نتیجه رسیدن که با توجه به ورودی و تبخیر آب و سطح‌های ساخته شده و در دست ساخت، این هشدار کاملا درست بوده و با این روند تا سال 95 دریاچه قطعا خشک می‌شد. گفتنیست عیسی کلانتری 6 سال پیش نیز با بیان این که تنها دو کشور ایران و مصر در جهان وجود داره که با بهره برداری بی‌رویه از منابع آبهای سطحی در معرض بحران جدی قرار داره، هشدار داد اگر فکری برای بحران آب نکنیم 25 سال دیگه باید 50 میلیون ایرانی از این کشور مهاجرت کنند و مهاجرت تبعات وحشتناکی داره تا جایی که شاید چیزی به نام ایران دیگه وجود نداشته باشه و متاسفانه این اون چیزیه که این حکومت به دنبالشه. دولت حسن روحانی با شعار دولت محیط زیستی سر کار اومد و احیای دریاچه ارومیه را در رأس برنامه‌های خودش قرار داد. منظور از احیا رسیدن به تراز اکولوژیک بود، یعنی رسیدن به ارتفاع 1274 متر از سطح دریا و حجم حدود 15 میلیارد متر مکعب آب. منظور از تراز اکولوژیک ترازیه که موجودات زنده در دریاچه امکان زیست
و تعامل با محیط داشته باشند. در تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه حد آستانه شوروی دریاچه به 240 گرم بر لیتر میرسه که در آنجا آرمیتا سخت‌پوست آبهای شور فرصت رشد پیدا میکنه. سخت‌پوستی که امروزه نرم‌پوستان جمهوری اسلامی ایران با ناتدابیریشون اونها رو از بین بردن. یک لحظه ببخشید، من شارژ لپتاپم تموم شد. از طرف گروه‌های دوستان محیط زیست و کارشناسان طرح‌های زیادی برای نجات دریاچه ارومیه ارائه شده. یکی از طرح‌ها برای نجات دریاچه ارومیه انتقال آب از حوزه‌های آبریز مانند رود ارسه که البته این طرح مخالفان زیادی داشته. اجرای انتقال آب از ارس به ارومیه ممکن زیست بوم اطراف رود ارس رو تحت تأثیر قرار بده. بعضی دیگه معتقدند برای احیای دریاچه ارومیه باید از ورود آب به سدهای اطرافش جلوگیری بشه و آبها مانند گذشته به دریاچه سرازیر بشن. تلاش‌های زیادی در سال‌های گذشته انجام شد که نتیجه اثر بخشی در بر نداشته. در نهایت تنها عاملی که توانست وضعیت دریاچه رو طی سال‌های اخیر کمی بهبود ببخشه بارش‌های مناسب بوده. از جمله فعالیت‌هایی که برای جلوگیری از خشک شدن دریاچه انجام شد میشه به حفر تونلی به پشت سد سیب اشاره کرد. از طریق این تونل تا حجم 150 میلیون لیتر آب پشت این سد به دریاچه وارد میشه و همچنین احداث تصفیه خانه‌های ارومیه و تبریز که آب رو وارد این دریاچه میکنه نیز از جمله کارهایی که در دست اقدام بوده ولی متاسفانه به نتیجه نرسیده. در آبان 1400 مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق احیای دریاچه ارومیه به ایسنا در مورد این فعالیت‌ها گزارشی داد و به قول داده تا دیماه عملی میشه. وی همچنین از مخالفت چند نماینده مجلس برای پرداخت عقابه دریاچه و مشکلاتی که برای اجرای شدن تمام این پروژه بر سر راه بود خبر داد. در سال 1400 به دلیل آبگیری زود هنگام تونل متاسفانه سازش دچار آسیب شد. افتتاح کامل پروژه را به عقب انداخت. پروژه مذکور که از اون به عنوان پرهزینه برترین پروژه احیای دریاچه نام برده میشه، تنها امید مسئولان به احیای دریاچه است. چرا که ستاد احیا هر چه در چنته داشته از سال 92 تا به امروز رو کرده و اکنون تیر آخر انتقال 600 میلیون متر مکعب سالانه آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه، 172 میلیون متر مکعب از خطوط انتقال پساب که از بخش دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر تبریز هست و خط انتقال پساب بخش سوم تصفیه خانه فاضلاب ارومیه قراره به دریاچه راه پیدا کنه. این میزان در مجموع به 772 میلیون متر مکعب در سال میرسه. آب در سال میرسه. در حالی که این دریاچه سالانه 3426 میلیون متر مکعب آب برای رسیدن به تراز اکولوژیک نیاز داره. طبق معمول این پروژه نیست در دست قرارگاه خاتم الانبیاء و هنوز عملی نشده. طرحی که قرار بود تا دیماه 1400 مورد بهره برداری قرار بگیره بعد از کلی فراز و نشیب به بهمن امسال موکول شده. به گفته زاکر نماینده ارومیه روزنامه دنیا اقتصاد به تاریخ 25/5/1401 نوشته شده. تونل در حال بازسازیه و عیب و ایرادهای اون در حال رفعه و در صورتی که ترمیم تونل آبرسان طبق پیشبینی انجام میشه برآورد میشه تا بهمن امسال یا نهایتا تا آخر سال دریاچه احیا بشه. و با اشاره به بارش باران و افزایش نسبی ذخایر دریاچه ارومیه گفته در حال حاضر از گرمای تابستانه عبور کردیم و منابع این دریاچه به 1,800,000,000 متر مکعب رسیده. بارش نزولات آسمانی از یک طرف داره کمک میکنه. اگر یک ماه آتی هم دووم بیاریم و آب مازاد ذخایر پشت سدهای بوکان و ماکان هم رها بشه ما میتونیم دریاچه رو نگه داریم تا بهمن و اواخر سال جاری که آب از تونل به دریاچه برسه. امیدواریم که دریاچه رو بتونیم زنده نگه داریم. وی گفته در کنار ترمیم تونل آبرسان اجباری شدن تدریجی تغییر الگوی کشت در سه استان کردستان، آذربایجان غربی و شرقی ضروریه. حال سوال اساسی از مسئولین ستاد احیای دریاچه اینه که با این همه هزینه بیش از 15,000 میلیارد تومان و این همه تخریب و 640 میلیون متر مکعب آب انتقالی از حوزه زاب
آیا دریاچه ای که به بیش از 11 میلیارد متر مکعب آب نیاز داره تا احیا بشه احیا میشه؟ تنها کاری که میتوان در شرایط فعلی انجام داد کاهش سطح تبخیر با حفظ 1/4 سطح دریاچه است. به عبارت دیگر آبهایی که به دریاچه وارد میشه در سطح 1500 کیلومتری حفظ و به سمت سطوح شکننده دریاچه هدایت بشه و برای بقیه سطح دریاچه که خشکه چاره و فکر دیگه باید اندیشید. به امید اینکه تا پایان امسال این وعده ها عملی بشه و تن بیجون دریاچه زیبای رضاییه جون تازه بگیره، وگرنه فقط روی نقشه های قدیمی میتونیم رنگ آبی این دریاچه رو پیدا کنیم. درباره جاذبه گردشگری دریاچه که شامل جزایر چشم نواز و آب دو رنگ دریاچه و سواحل زیباش و دیدن هر ساله پرندگان مهاجره فاکتور گرفتم تا اینکه کمتر از این شرایطی به وجود اومده برای دریاچه ارومیه غمگین تر بشیم و افسوس بخوریم که چرا با بی تدبیری این رحمت خدادادی نابود داره میشه. ممنون از وقتی که در اختیار من دادید و به صحبت من گوش کردید. امیدوارم که روزی برسه که این دریاچه بتونه یه جون تازه بگیره. من مایک رو رها میکنم. سپاسگزارم جناب آقای لطفی، ممنون از اطلاعات بسیار عالی که دادین. من خودم همیشه تو فکر این بودم که چه اتفاقی افتاده، ولی الان تو سخنرانی شما کاملا متوجه شدم از کجا به اینجا رسیده، چون حالا خبرم که حالا یک دو روز پیش شنیدم که گفته بودن که اگه واقعا آب برنگرده به دریاچه ارومیه، اول از همه اینکه اون نمکی که هست به حلق مردم میره و خیلی سریع اون نمک ها صفر میشه و حالا تبخیر در واقع و از بین رفتن کامل دریاچه سریع صورت میگیره. جناب یزدان پناه در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. مجدد خسته نباشید. این خدمت همکاران، ببینید چیزی که روزنامه ایسنا 28 تیر 1401 اعلام کرده میگه که 97% دریاچه ارومیه خوش شده. خب 5% باقی مونده. این بحث احیایی که مطرح است فقط برای تامین حقاقی اینه که بتونیم 5% رو نجات بدیم، ولی باید به حالت خیلی مثبت بخوایم به قضیه نگاه کنیم، اینه که باید آماده بشیم یه کویر دیگر رو تجربه کنیم تو ایران. همونطور که همتون میدونید کویر مرکزی ایران قبلا دریاچه بوده و روزنامه خبر ببخشید من میگم روزنامه این خبرگزاری ایسنا باز اعلام میکنه که با خوش شدن این دریاچه، حالا گذشته از اون پدیده ریزگرد و مسائلی از این دست، باید خودمون آماده کنیم برای مهاجرت های اجباری که همکارمون هم بهش اشاره کردن که 10 تا 15 میلیون نفر میتونن بیکار بشن و آمادگی باید داشته باشن برای مهاجرت، یعنی یه فاجعه انسانی داره رخ میده اونجا. بعد الان نمونهش ما داریم میبینیم، شهرهای مثل کازرون، شهر کرد، همدان، اینا الان با مشکل کم آبی مواجه هستن. دولت هیچ کاری نمیکنه. این بحث احیا فقط یه پروژه جهت دزدی ثروت های ملی و خالی کردن خزانه دولت در واقع، و دیگه خودشون هم دارن رسما پرچم تسلیم بردن بالا و میدونن که دیگه موفق نمیشه اینو احیا کنه. من مایک رها میکنم. ممنون از وقتی که من دادید. ممنون از مشارکتتون جناب یزدان خانم. البته حالا من با توجه به صحبت های شما باز معتقد بر این هستم که انقدر از نظر علمی در دنیا در واقع انقدر علم پیشرفت کرده، حتما راه حلی وجود داره و یا حتما راه حلی داده شده، اما گوش شنوایی وجود نداره. شاید از طرق دیگری بشه این کار کرد، اما خب اون که دلسوز باید باشه برای این قضیه وجود نداره. جناب آقای طایف در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بله، مرسی و مرسی از گزارش جناب آقای لطفی که خیلی کامل و جامع بود. فقط یه نکته رو خواستم اشاره کنم که این طرح که می‌خواستن که از روی دریاچه پل بزنن و ما بتونیم راحت از شما لخه، من بچه تبریزم و اونجا زندگی کردیم، که ما به جای اینکه 4 ساعته به شهر ارومیه برسیم، به جای اون 1 ساعته برسیم، در زمان آقای رفسنجانی کلید خورد بعد و از همون موقع هم سپاه در دستش گرفت. بعد هم اونجا ما شنیدیم که دولت ژاپن، کشور ژاپن گفت که خب این لجنهایی که اطراف دریاچه ارومی هست اینا رو من میخوام و به جای برای شما یک زیرگذر شیشه‌ای میزنم، ولی خب دولت وقت قبول نکرد و این طرح حدودا فکر کنم اگه اشتباه نکنم 15 تا 20 سال دست سپاه بود، میلگرد و تیراهن و بتون و همه چیز میریختن، شور دریاچه این رو میخورد و هیچ کاری نمیتونستن، و کم کم شروع کردن به خشک کردن دریاچه
تو اون محدوده که بتونن پل بزنن و خوشبختانه به این عمل فائق اومدن و تونستن دریاچه رو خوش کنن و درست زمانی که پل تموم شد دریاچه هم خوش شد، در زمان آقای احمدی نژاد بود، افتتاح شد دریاچه رو، کلا اون منطقه رو خوش کردن و همینطور که دوست عزیزم گفت که خب بیولوژیک دریاچه رو کلا اکوسیستم همه چی رو به هم دادن و الان دیگه اصلا کشتی که کلا نیست، سالها نیست الان که خوش شده، اون موقع هم که خوش نشده بود دیگه از رو پل ما میرفتیم میومدیم دیگه، کشتی هم که واسه اون بود خب اونجا دیگه کارایی نداشت و همه چی رو کلا به هم زدن. خواستم این نکته رو اشاره کنم که ببینید از کجا شروع شد. 15 20 سال سپاه فقط اونجا پول گرفت، هزینه گرفت و هیچ کاری انجام نداد و آخر سر هم که همچین چیزی به ما تحویل دادن و زندگی ما مردم تبریز نه فقط الان قرار بقیه خوش، الان حدود از اواسط دهه 80 گفتیم که داره خوش میشه، یعنی تقریبا 15 17 ساله اونقدر مریضی ها تو تبریز زیاد شده، اونقدر یعنی کل زندگی مردم رو یعنی مختل کرده، یعنی اصلا تنفس نمیشه کرد. ولی خب فعلا که مهاجرت به این صورت نیست، ولی خب این 5% هم خوش بشه مردم کم کم دیگه بکنن دیگه از اونجا باید رخت بربکن. مرسی. سپاس جناب آقای. در واقع میشه گفت که هر جا صحبت از بدبختی و فلاکت و ویرانی و دزدی و اینجور چیزا در کشور ما هست، رد پای سپاه پاسداران درش قرار گرفته متاسفانه. خب دوستان عزیز اگر که نقطه نظر دیگری ندارن به بخش فرهنگی جلسه بپردازیم. بسیار عالی. خب در این بخش با جناب آقای محسن سبزیان هستیم با معرفی کتاب از زبان داریوش. جناب آقای سبزیان ما در اختیار شما فرمایید. خواهش میکنم. درود مجدد دارم خدمت همه همکاران عزیز. من قبل از اینکه این سخنرانی رو دلت معرفی کتاب رو البته در اصل شروع کنم، یک مورد در مورد اسم این نویسنده بگم. ایشون در اصل هایده نیست، یعنی هاید ماریه و اینکه نمیتونیم، یعنی چون حالا ما ایرانی ها سخته برامون بگیم هاید ماری، حداقل دوستانی که آلمان نیستن بخاطر همین ترجمه شده هاید ماری در اصل و اسم اصلی ایشون هاید ماری کوخه و ایشون اصلا ایرانی نیستن. نو فقط بگم در خدمتون که ایشون کاملا آلمانی هستن. یه توضیح فقط در مورد خود خانم کوخ من بدم. خانم هاید ماری کوخ ایشون زاده 17 دسامبر 1943 در شهر مارسبورگ هستن که ایران شناس اهل آلمان هستن بودن در اصل و اینکه ایشون کتابی رو به اسم زبان داریوش که در سالهای میتونم بگم افول ایران شناسی در دهه 1990 فکر می‌کنم نوشتن، خانم هاید ماری کوخ نخستین مرحله تحصیلات دانشگاهی خودشونو که البته ربطی به ایران شناسی رو نداشته با دریافت درجه فوق لیسانس ریاضی گذروندن و ایشون اگر حالا به تصادف میتونیم بگیم با همسرشون که شغل همسرشون هم باستانشناس بوده با پروفسور والتر هینتس که ایرانشناس آلمانی آشنا نمیشدن، شاید هرگز با تاریخ و فرهنگ ایران آشنا نمیشد و بیشتر میخوایم در مورد این کتاب صحبت کنیم. البته ایشون اثرهای دیگه هم دارند که خانم هاید ماری کوخ در میتونم بگم در سالهای حالا بگیم شکوفایی حداقل به نظر من بی نظیر ایران شناسی در دهه 40 میلادی توی آلمان همچنین که عرض کردم خدمتتون متولد شدن و در سالهای افول ایران شناسی در 90 هم که با انتشار کتابی از زبان داریوش میتونیم بگیم یه بار دیگه به ایران شناسی در حال انقراض آلمان جانی بخشیدن، یعنی که واقعا میتونم بگم چون کمتر کسی هست که مثلا حداقل من خودم میتونم بگم توی آلمان
از ایران و تاریخ ایران شناختی داشته باشیم. هرچه بسا خودمون هم متاسفانه باید مخواه به این صورت. میتونم بگم که ایشون مثل دیگر یعنی مانند دیگران افراد دیگر نخستین برخوردشون که همچه عرض کردن با همسرشون آقای هینتس شیفته رفتار ایشون شدن و اینکه ایشون یک چطور نمیشه گفت عاشق ولی خود شیفته فرهنگ و تاریخ ایران بودن همسرشون هم. و همین باعث شد که خانم کوخ پس از دریافت دکتراشون بلافاصله به تألیف کتاب عظیم فرهنگ ایلامی آلمانی روی بیارن که در سرانجام هم در سال 1984 با رساله امور دیوانی و اقتصادی فارس در زمان اخامنشیان به دریافت مقام پروفسوری در اصل نائل شدنشون که فرهنگ ایلامی رو در سال 1986 و دو سال بعدش از سال 1988 رساله پروفسور خانم کوخ منتشر شد که تمامی کارهای علمی خانم کوخ در مورد فارس و تخت جمشید که در ده ها مقاله چندین کتاب میتونم بگم واقعا از جمله کتاب‌های واقعا ماندگار و کم نظیر. یعنی من خودم واقعا با این کتاب آشنا شدم، واقعا اصلا لذت بردم اینکه چطور میتونه یک شخصی که حتی ایرانی هم نیست بتونه اینقدر عشق و علاقه داشته باشه مثلا به تاریخ یک کشور دیگه، خب بیاد برمودش بنویسه واقعا و ترجمه کنه به زبان مادری خودش و اونو به آلمانی بنویسه که زحمت ترجمهش رو به فارسی رو دکتر پرویز رجبی انجام بده. من صحبتامو تا اینجا کوتاه میکنم و بیشتر دوست دارم که در مورد خود کتاب صحبت کنم و اینکه اصلا در مورد چیه. یه چیزی که منو واقعا جذب کرد در مورد این کتاب میتونم بگم که یه طرفه ننوشت، یعنی نیومده بیاد بگه که مثلا همه چی خوب بوده یا همه چی بد بوده. اومده بر حسب لوح‌هایی که پیدا شده، بر حسب اون دیوار نوشته هایی که داشته و وجود داره و اطلاعاتی که به دست اومده نوشته و کتاب‌هاشو. من یه بخشیش هست که واقعا من خودم کیف کردم خوندم، در مورد برابری مردان و زنان در ایران باستان. من یه تیکه از خود کتابو دقیقا میخونم. در تخت جمشید پایتخت هخامنشیان قسمت‌های تولیدی زیادی وجود داشت که خیاطی از قسمت‌های مهم خزانه تخت جمشید حساب می‌شد که در این خیاطی‌ها لباس‌های ایرانی اصیل بافته می‌شد که در میان حالا شاهان و درباریان جایگاه خیلی ویژه‌ای داشت. نویسندگان یونانی همواره از این لباس‌ها در کتاب‌ها در اشیاء یا ارزش‌هایی که حالا داشتن، اشیاء با ارزش که داشتن یاد کردند. و نکته جالب اینه که در این خیاط خونه‌ها صدها کارگر زن و به همراه کارگران مرد کار میکردن و جالب اینجاست که سرپرست همه خانه های تولیدی خزانه توسط یک زن اداره میشده. یعنی بازم عرض میکنم اینا بر حسب لوحایی که پیدا شده است، یعنی اینجوری نبوده که مثلا طرف بیاد بگه خب منبعش کجاست دارم خدمت رو عرض میکنم و اینکه منابعش فقط بر حسب اون لوحایی که تاریخی بودن نوشتن این کتاب که جالبه همچون که عرض کردم توسط یک زن اداره می شده و بالاترین حقوق رو در میان کارگران سرپرست می ده. و این تا اینجای کار و یه موردی هم بود برای من خیلی جالب بود و اینو من اینجا خیلی جالبه نوشته بود که دلوقته هست اینجا دقیقا نوشته من رو دقیقا رو می خونم براتون. نوشته اگر اظهار نظر نویسندگان یونانی را باور کنیم مردان ایرانی بسیار حسود بودند و همواره زنشان را پشت بست و کلون، یعنی همون منظورشون اگر اشتباه نکنم همون سنگ و اینا مثلا خونه های مثلا منظورشون تو خونه نگه می‌داشتن اگر اشتباه نکنم که
خود شخصی است به نام آقای پولوتارک گفتن که اغلب بربرها مخصوصا ایرانی ها درباره زنانشان طبعی بسیار حسود دارند و مردهای ایرانی نه تنها به شدت مواظبند تا چشم بیگانه‌ای بر زنانشان نیفتد، درباره زنان خریداری شده، یعنی برداری که خریداری کردن هم خیلی روی اونها حساس بودن و اینکه حتی اونها را به صورت خیلی سفت و سخت محافظت میکردن و این خیلی برای من جالب بود، چون من خودم حداقل به شخص فکر میکردم از بعد اسلام چنین چیزی اتفاق افتاده بوده و 100% کاملا با این موافقم که تعریفی که حداقل من که الان نبودم چیزی که الان در این کتاب هست 100% 2500 سال پیش کسی سر کسی رو نمی بریده، با این کاملا موافق هستم، ولی تعریفی از اون حفاظت و محافظت حالا از همسرشون یا زنانشون یا بانوان کشوری که حالا اون موقع بودن به نحوی دیگه ای بوده، یعنی اون حساسیت مردان ایرانی روی زنانشون همیشه بوده و این خیلی برای من جالب بود. مثلا اینو من فکر میکردم بعد از اسلام چنین اتفاقی افتاد. و یک مورد دیگه هم هست و خیلی جالب بود، زنها، یعنی من دوباره از رو میخونم، ببینید نوشته گروه بزرگی از زنان کشاورز را میبینیم، یعنی اومده در اصل بر اصل همون لوحا میگه یک گروه بزرگی از زنان کشاورز بودن و سنگ سابان معمولا بیشترشان زن هستند، که البته هنوز دقیقا نمیتوانیم بگوییم که این زنها چه کاری میکردن، یعنی نمیدونستن دقیقا چی کار میکنن، یعنی چون مشخص نمیشه یه لوحیه بوده که داشتن یه کاری انجام میدن و این که میگه دقیقا نمیدونستن چی کار میکردن، ولی شاید پس از حالا شاید نگاره های دیگه هم بخواد مشخص بشه، چون تا اونجایی که حداقل من میدونم سنگ تراشی کار ساده ای نیست و حالا به شخصه اگه کاری به نام سنگ تراشی ما توی در حال حاضر داشتیم مثلا میگفتن کار مردونه ای، و خیلی جالبه که این سنگ تراش ها اکثرا زن بودن و حتی به این صورت بوده که استاد کار بودن و اینکه توی کارشون استاد بودن و اکثرا سرپرست بودن توی اون بخش خودشون. یه مورد دیگه هم که خیلی برام جالب بود این که بیشتر زنان لوح‌های تخت جمشید خیاط بودن، حالا کارهای متنوعی میکردن، دوخ بوده و اینکه حتی تو میگیم لباسای پادشاهان، درباریان، حتی لباسای ساده طراحی میکردن و خیلی جالبه نوشته که امکانات آموزشی هنری و مهارت‌های حرفه‌ای برای زن و مرد یکسان و حقوق آنان نیز برابر بوده و این قضیه میتونیم بگیم از 2000 بوده سال پیشه و درباره برابری حقوق شواهدی هم مخصوصا در زمینه‌های کارهای هنری و ظریف داریم که برابری حقوق صدها زن دیگر با مردها نیست مسلم و درباره شغل دقیقشون مشخص نیست، ولی که نوشتن که حقوقشون کاملا برابر بوده به حسب اون چیزایی که پیدا شده و میزان حقوق فقط همینقدر روشن است که به نوع کار و نه انجام دهنده بستگی داشته و به این ترتیب در امپراتوری بزرگ عصر داریوش با تساوی حقوق زن و مرد سرکار داریم که حقی هنوز که در اروپای قرن 20 برای به دست آوردنش مبارزه میکنه. یعنی اینو یک آلمانی گفته، حالا توی دهه 20 میلادی میتونم بگم، سده 20 میلادی میتونم بگم و خیلی برای من جالب بود، یعنی واقعا برام جالب. و این کتاب یک طرفه نیست، نمیگه که تاریخ ایران خیلی خوبه، یه جاهایی هم هست نقصای ایران میاد میگه، یه سری موارد هم میاد میگه، خب مثلا برده‌داری رو میاد میگه و موارد دیگه. و اگر بخوام بیام به صورت بخشای مختلفش رو بگم، اول اومده یه نگاه تاریخی کلی کرده، بخش دومش منابع رو اشاره کرده، حتما فایل پی دی افش من میفرستم، من از وقت نکردم بفرستم به کتاب خونه، و منابع رو اومده اشاره کرده، لوح‌های ایلامی تخت جمشید چه چیزی میگن، منظورشون چه از این لوحات چه چیز دریافت میشه،
بخش چهارم تأسیسات و بناهای با عظمت. 5 در مورد زندگی روزمره، یعنی واقعا اگر بتونم بگم بعد از قسمت زنان در شاهنشاهی ایران، بخش زندگی روزمره یکی از اون بخشایی بود که من اصلا کیف کردم. یعنی واقعا من الان تو سال 2022 زندگی روزمره اینجوری نیست، یعنی اینقدری که تنوع داشته، یعنی اصلا من واقعا کیف کردم، گفتم خدایا کاش رفتم اون ور تا این حد. و خیلی جذاب بود و ایشون اومده این کتاب رو از نگاه یک شخصی از بیرون یک تاریخی، یک شخصی که خارجی حساب میشه، اومده در مورد یک کشور ما، فرهنگ ما، تاریخ ما، کشون هم عرض کردم پروفسور باستانشناس هم هستن و واقعا جذاب بود برای من. من توصیه واقعا میکنم این کتاب رو حتما اگر وقت کردید دوست داشتید بخونید. و اینکه من خودم از اونایی هم که اصلا میشه میگم وقت ندارم، ولی خود تو آلمانیم دیگه، هممون دیگه مثلا میشیم تو ایوان تو قسمت حالا 5 دقیقه تاخیر داره، تو اوبانا نشستم اشتغاسبان یه مثلا روزی یه صفحش دو صفحش مثلا پی دی اف میخونم و حالا حداقل من خودم واقعا لذت بردم. و اینکه این خارج از اون بخشی به نظر من حقوق بشری ما هم نیست. و اینکه من یه جاهایی واقعا در مورد خوندن این کتاب لذت بردم، یه جاهای حسرت واقعا خوردم که اینکه چطور میشه که، البته خب کامل نبوده بدون هیچ شکی، من هیچ وقت هم در مورد تاریخ کشورم هیچ وقت افتخاری نکردم بگم که آقا ما فلان کار بیم فلان، چون افتخار خاصی نداره، به نظر من آدم برای چیزی افتخار داره که خودش به دست آورد. اما با این وجود این اعتقاد دارم که ما حداقل دو همین که خود همین خانم گفته 2000 سال پیش برابری وجود داشته که در سده 20 میلادی ما هنوز دارن براش می‌جنگن و چه بسا که ما هنوزم دارن برای برابری زنان و مردان می‌جنگن و اینکه هنوزم متاسفانه به ثمر نرسیده. حالا نتیجه های کوچیکی رسیده ولی خب مسلمان هنوز خیلی راه. و من صحبتامو کوتاه میکنم و اینکه حتما این کتاب رو توی خود کارگروه میذارم، توی کتابخونم انتشارش میدم و میفرستم، ایمیل میکنم برای خود کتابخونه و توی خود کارگروه حتما میذارمش. کتاب خوبیه و اگر علاقه دارید به خود تاریخ باستان ایران، واقعا میگم این دیدگاه یک شخص برای من که ایرانی نیست واقعا جذاب بود. و اینکه یک طرفه نیست، یعنی واقعا یک طرفه نیست، چون من کتابای زیادی خوندم اکثرا یک طرف است، یا ضد یا به سوده. حالا تاریخ داره. بازم ممنون که وقت در اختیار من قرار دادید. من حتما این پی دی افش رو قرار میدم توی کتابخونه، هم سعی میکنم وقت واقعا نکردم ولی ایمیلشو میزنم که دوستان داشته باشم و توی کارگروه حتما قرار. زنده باشید. ممنون. مرسی. ممنونم جناب آقای سبزیان، خسته نباشید و سپاس بابت معرفی این کتاب خوب. حالا من یک دوتا نکته بگم. اون بست و کلونی که فرمودین، کلون همون اون چیزایی که به درای زمانهای قدیم خونهای قدیمی بود که در میکوبیدن، زنگ آیفون نبود، اونا هست. حالا بستم که منظور همون در هست. و موضوع دیگه که فرمودین که گفتید که شما فهم که از زمانی که اسلام در واقع اومده این اتفاق افتاده، بیشتر باید بگیم از زمانی که دین پدیدار شده، چون حالا اون زمان هم به حال زرتوش بود، مسیح هم اومده بود، میدونید، یعنی دقیقا از زمانی که دین توسط مردان در دنیا پایگذاری شد، این حالا تعصبات، حساسیت ها یا زنا رو به قول معروف در پستو قائم کردن ها اوج گرفتش. خب دوستان اگر که در مورد این بخش نظر یا تمایل در مشارکت داشته باشن خوشحال میشیم بشنویم. در غیر این صورت به بخش بحث آزادمون میرسیم. بسیار عالی. خب بحث آزاد ما امروز در مورد حق دنیای زیبا و آزاد برای همه است، ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر. من میخوام در واقع اینطور شروع کنم این بحثو که اگه بخوایم یه این مسئله مهمو در نظر بگیریم که این حق در واقع برای تمام مردم دنیا در نظر گرفته شده و
میشه بهش اینجوری نگاه کرد که اگر تمامی سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و همطور اهداف سند 20 یونسکو کلن ماده های حقوق بشر در کل دنیا اجرایی بشه به صورت گسترده، در واقع میتونیم ما مدعی این بشیم که این حق اجرا شده و لازمه اون هم حالا تعهد و اجرایی هستش که توسط دولت مردان، سیاست گذاران یا قانون گذاران تو هر کشوری صورت میگیره. یعنی اون رو باز بخوایم از کل بیایم در جز بهش نگاه کنیم، باز در هر کشوری اون قوانین حقوق بشر اگر به کل رعایت بشه یا حداقل اگر 90 درصدش حتی اجرا بشه، میتونه با پیوندی که حالا بین کشورهای دیگه هست و به وجود میاد گسترش پیدا کنه و در کل دنیا فراگیر بشه. اما اگه بخوایم در واقع به کشور خودمون ایران به عنوان یکی از کشورهایی که میتونه در این جزء باشه بپردازیم، متاسفانه در واقع مجموعه ای از حقوق ذات و شهروندی مردم ایران هستش که ما در موردش میتونیم بحث کنیم که عدم اجرایی شدن اونها این حق رو به کل از مردم ایران گرفته و شاید تک تک اون ماده ها رو اگر ما بخوایم بررسی بکنیم و اون ضعف رو درش ببینیم، میبینیم که مردم ایران در واقع دسترسی به این حق رو ندارن. حالا یکی از ماده هایی که من میتونم در واقع ماده 25 رو بهش اشاره بکنم که حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی. ببینید در این حق کلی از مسائلی که الان در کشور ما مشکلاتی که هست باهاش و همه درگیر هستن درش گنجونده شده و یک موضوع دیگه حالا حق همون زندگی سالم و ترویج رفاه رو اگر بخوایم در نظر بگیریم که باز بتونیم زیر مجموعه این ماده قرارش بدیم، میتونیم در ابتدا به موضوع همین مشکل بیابی که الان در کشور ما هست، من فکر میکنم سال گذشته همین موقع یا یکم زودتر یا یک ماه زودتر بود که مشکل بیابی در خوزستان شروع شد، اعتصابا و اعتراضات مردمی که در خوزستان شکل گرفت و همه با سرکوب، و الان یک سال خوده گذشته از این موضوع و متاسفانه داریم میبینیم که هیچ اقدامی صورت نگرفت، مردم همچنان در همون مشکلات و مشکلات بیشتر درگیر هستن، هیچ رسیدگی نشده و الان اومدیم به مشکل بیابی مردم همدان و مردم شهر کرد که در واقع زندگی ها رو واقعا مختل کرده. من یه چیزی رو دیدم، یه فیلمی رو دیدم که یه دکتر در بیمارستان بعد از عمل جراحی فیلم نشون میده که آب نیست که دستش رو بشوره. اینا از معضلات بزرگی هستش که در جامعه ما هست و مردم ما رو درگیر کرده. و یک مشکل دیگه که الان پیش اومده، 8000 متر مربع در شیراز به خاطر کم آبی استفاده از آب فاضلاب هست برای برنجکاری. آیا فکر میکنید که تمام این اقدامات که الان داره انجام میشه، تمام این اشتباهات در زندگی و آینده مردم تأثیری نذاره در سلامتشون؟ یکی از مشکلاتی که الان ما در کشورمون داریم عدم سلامت روان و جسم در مردممون بنا به دلایل مختلف که یکی از اونا مشکلات اقتصادی فقر، در واقع کم کم حذف شدن سبد خانوار هستش. اینا همه تاثیرگذار هستن بر همین حقی که مردم ایران دارند، اما متاسفانه با بیکفایتی مسئولان، با عدم تخصص درست، علم درست و حتی بکارگیری افراد درست در بخش‌هایی که میتونه تغییر بده در واقع این مشکلات رو در جامعهمون مواجه هستیم. و
اگر دوستان در این بخش نقطه نظری دارن خوشحال میشم که بشنوم صحبت‌های شما رو، چون بحث بعدی هم خواهیم داشت، چون حالا ما در جلسات بیشتر در مورد آزادی بیان، عقیده یا مسائل دیگه صحبت کردیم. اینجا من فکر کردم که شاید بشه در این موارد هم بحث کنیم در کنار اونها. ممنون آقای شایگان، مایک در اختیار شما، بشنویم شما. ورود مجدد، امیدوارم صدای من رو داشته باشین چون اینترنت هم ضعیفه. در مورد مسئله که شما گفتید، مشخصا مسئله آب که سال گذشته تو خوزستان بوده و امسال هیچ کاری نکردم. ببینید این موضوع موضوعی نیست که بتونن یک ساله حلش کنن، چون موضوعیه که در عرض چند دهه طول کشیده تا به این نقطه برسه. سیاست های غلطی که به کار بردن، سدسازی های اشتباه غیر کارشناسی که انجام دادن. ما میدونیم استان خوزستان و چهارمحال بختیاری که امروز شهر کرد به این وضع افتاده، جزء پرآبترین استان‌های ایران بودند، ولی الان متأسفانه می‌بینیم جزء خشک‌ترین استان‌های ایران شدن. اینا مسائلی است که باید کارشناسی می‌شده، کارشناسانه عمل می‌شده که نشده متأسفانه. فقط یک رانتی بوده که باید بودجه‌های عظیمی صرف می‌شده. یک موضوع اینه. موضوع دوم موضوع فرهنگ مصرفه. ببینید الان خیلی ها میگن که مردم باید درست مصرف کنن. خب ما به مردم چی آموختیم که الان ازشون انتظار داریم که درست بهره برداری کنیم ازشون؟ یعنی ازشون انتظار داشتیم درست استفاده کنن، آیا بهشون آموزش دادیم؟ آیا بهشون فرهنگ زیستی نسبت بهشون انجام دادیم؟ انجام شده؟ هیچ کدوم این انجام نشده. فقط صرفا بیایم، یعنی ما، منظور من نیستم، دولت مردان که میان توی تلویزیون ها یا توی رسانه ها اعلام کنه که مقصر مردم هم، مقصر مصرف بیرویه شونو یا هرچی. خب باید بهشون آموزش دادیم که الان ازشون انتظار داریم که درست مصرف کنن. اینا مباحثی که باید کارشناسی میشده که نشده متاسفانه. مبحثی نیست که ظرف یک سال بتونن انجام بدن، چون چند دهه طول کشیده. بنابراین چند دهه هم طول خواهد کشید تا اگر قرار باشه درست بشه درستش کنن. این موضوعی بود که من خواستم بگم. ممنونم. ممنون از مشارکتتون جناب شایگان. درست میفرمایید، دقیقا زمان طولانی هست که این اتفاق افتاده، ولی فکر کنم دیگه بسته، یعنی باید از اینجا در واقع یک استاپ بشه و حالا آنچه که درست هست توسط کسانی که میدانند انجام بشه. جناب آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، ما در اختیار شما. بله، در مورد بحث آب و تأمین آب، همونجور هم که خب فکر میکنم سخنرانی دوم اگه اشتباه بحث کنوانسیون ها صحبتی شد، واقعیت بحث الگوی مصرف به کنار اصلا نباید بذاریمش کنار. بحثی که هستش موقعیت جغرافیایی ایران جزء از لحاظ آب و هوایی و بیولوژیکی جزء مناطق خشکیم. خب اواخر قبل از اینکه انقلاب بشه، تا اونجایی که حالا اطلاعاتی که من دارم تو بحث زمینه، چون من رشته اصلیم کشاورزیه، یکی از صحبتهایی که شده بود، خب به دلیل پیشبینی‌هایی که کرده بودن، این بود که ما مبحث کشاورزی و بحث دامداری رو تا یه محدودیتی براش داشته باشیم، تا یه سقفی براش بذارن به دلیل مشکلات آبی و تو مناطق خاص توانندی بشه، اجازهش بشه و مازاد بر اون رو باید وارد بشه. به دلیل اینکه هزینه‌ای که امروز باید انجام بشه برای اینکه آبی تعمیم بشه، اون هزینه خیلی کمترش میشد استفاده بشه برای اینکه کالای کشاورزی که آب بیشتری رو مصرف کرده، آب محصول کمتری تولید شده، اون آب باید ذخیره میشد، هزینه میشد و محصول بیشتری وارد میشد. با هزینه تناسب که اگه بگیریم هزینه هایی که هم مصرف شده بابت کشاورزی با هزینه ای که امروز باید بشه که اون آب تأمین بشه که تأمین هم نمیشه، خیلی بیشتره. و این متاسفانه بعد از انقلاب کسایی که حالا پیرو سخنان باقی عزیزان آقای شایگان، کسایی که اومدن رأس امور تو جایگاه های خودشون وقتی نبودن، در مرحله اول، در گام اول، بحث امنیت خودشون، رفاه خودشون رو داشتن، بحث مالی خودشون رو داشتن، بحث منطقه‌ای خودشون رو داشتن،
و تمام این عوامل و این نابرنامه گی ها و اون ناتدابیری ها باعث شده که امروز به اینجا برسیم. مطمئنا بدتر از اینم میشه، مطمئن باشید بدتر از اینم میشه. زمین وقتی خشک بشه آب داخلش نفوذ نمیکنه، آب وقتی داخلش نفوذ نکنه تولید سیلاب میشه، چیزی که این چند وقت گذشته ما تو ایران به وفور داریم میبینیم. تک تک جاهای کشور این باران رحمت الهی که خداوند جاری کرده همش باعث سیلاب شد و کل خرابی به بار آورد. در صورتی که اگر زمین یه مقدار رطوبت داشته، مقدار سبزی داشت، از اون حالت خشکی کامل نداشت، تمام این آب نفوذ داخل زمین نفوذ میکرد، جذب میشد و وارد آبهای زیرزمینی میشد و میشد ازش استفاده کرد. مطمئن باشید، مطمئن هستید باشید که هیچ راهی برای تامین آب ایران پیدا نمیکنه مگه اینکه بیاد شروع کنه دستگاه تصفیه آب بذاره و آب دریا و خلیج و اینها رو تصفیه کنه، شور رو به شیرین تبدیل کنه. امیدوارم این عقل واقعا این راهکار از همین الان به فکرش باشن و شروع کنن و خودشون که این توانایی رو اگر هم داشته باشن دوباره یه منبعی میشه برای خورده خوراک، بتونن دستگاه های وارد کنن که این امکان رو بهشون بده آب شور رو به شیرین تبدیل کنن و برسونن این مشکلات آبیاری رو بتونن هرچه زودتر حل کنن و مردمانمون رو نجات بدن از این مصیبت هایی که داخلش هستن. ممنون. مرسی آقای لطفی، متشکرم. حالا صحبتی که فرمودین شما، من فکر کنم مثلا کشور دبی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم خیلی خشک‌تر از ایران هستش دیگه. باز ما تو ایران چهار فصل داریم، اما شاهد بارون‌هاشون و در واقع حالا اون بارش مصنوعی که هستون توسط اون بهبادهایی که تولید ابرهای چیز میکنن و اصطلاحش رو فراموش کردن، به هر حال بارانزا هستن، راه حل پیدا کردن برای کشورشون و مطمئنا هم برای کشور ما راه حلی هم که شما فرمودین تولید آبای شور و آب شیرین تصفیهشون و همچنین یه همچین اقداماتی هست و میتونن انجام بدن. اما این همه میلیاردها میلیارد تومان اختلاس تو کشورمونش که همین چند روز پیش راجع به 92 هزار میلیارد تومان اختلاس فولاد مبارک صحبت شد که درش باز هم رد پای سپاه پاسداران اطلاعات و امام جمعه ها بود. میدونید یعنی به نظر شما با این همه اختلاسی که داریم میبینیم این پول هایی نیستش که بتونن ازش استفاده بکنن برای تهیه یک مثلا این پهپادها؟ آیا نمیشه از این طریق نجات بدن واقعا این وضعیت رو؟ پس راه هست. و مسئله‌ای که در مورد کشاورزی فرمودین، اگه کشاورزی که الان از بین بردن، حالا با جنگل خاری که کردن، سیلایی که به وجود اومد، از بین رفتن زمینای کشاورزی و همینطور صادر واردات محصولات کشاورزی فقط برای این بود که جیب آقازاده ها پر بشه، الان نگاه کنین اصلا کلا ما زمین کشاورزی ما کلا بیکار هستن، شاید چند تا نقاطی هستن که کارشون داره انجام میشه. ممنونم مجدد جناب لطفی. آقای ناصری در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. ممنونم خانم میرجندی. یکی در رابطه با الگوی مصرف مثلا بگم، آقای شایگان اشاره کرد که آموزش داده نشده به مردم. میخواستم بگم که خب سهم مردم واقعا تو این زمینه خیلی ناچیزه، یعنی اصلا در رابطه با این خوشسالی و نبود آب و کمبود آب اینا اصلا سهم مردم واقعا خیلی ناچیزه، اصلا شاید به چشم نیاد. بیشترین در واقع معضل اصلی به نظر من نبود یک عده دلسوزه، یک سری مسئولین دلسوز که راهکار ارائه بدن و فکر واقعا نجات کشور باشن. متاسفانه ما همچین کسایی الان توی کشورمون نداریم. کسایی رو داریم، قدرت دست کساییه که الان فقط میخوان به قول شما بخورن و بچاپن و فقط فکر جیب خودشون باشن. و الان سپاه با این همه پولی که داره واقعا در میاره توی کشور، این بودجه‌های کلونی که واقعا داره میگیره، اختلاس‌های کلونی که داره انجام میده، واقعا اگر میخواست یه زیرساختی را بندازه با این پولات حالا میتونست این کار رو انجام بده. ولی خب میبینیم که هیچ اتفاقی نیفتاده و توی این سالها و
فقط بحث آب هم نیست، تو بقیه مسائل هم اینجوریه، تو بحث اشتغالمون همینه، تو بحث امنیتمون همینه، تو بحث کشاورزی همینه، کلا اصلا انگار مملکت رو رها کردن به حال خودش، اصلا کسی قرار نیست کاری انجام بده. من هم فکر نمی کنم اتفاقی بیفته حداقل توی این زمینه، و این خوشسالی ها به نظر من روز به روز بیشتر میشه و اتفاق نمیفته مگه اینکه کلا معضل اصلی به در واقع خود جمهوری اسلامی حل بشه. اگه اون حل بشه شاید یک فرجی باشه که بشه این حداقل این کشور رو نجات داد، از این وضعیت خلاصش کرد. اون واقعا مردم دیگه خسته شدن، واقعا مردم دیگه توان انجام هیچ کاری رو ندارن، چون از عهده مردم دیگه خارج شد. یه سری مسائل مربوط به مردمه، خب مردم حالا وظیفه‌شون رو انجام بده، ولی یه سری مسائل مربوط به دولته و دولت‌ها باید این کار رو انجام بدن، و دولت ما هم که داریم می‌بینیم چه وضعیتی هست. بنابراین میگم که موضوع اصلی جو خود جمهوری اسلامی که باید اون حل بشه، که شاید مسئله آب و اشتغال و امنیت و بقیه مسائل هم به خودی خود ممکنه حل بشه. ممنونم که این وقت در اختیار قرار دادید خانم بیرجندی. پایگ رها میکنم. ممنون از شما جناب آقای ناصری و مشارکتتون. جناب آقای یزدان پناه در خدمت شما هستم. خسته نباشید. این خدمت هم کنم. ببینید بحث حق دنیای آزاد زیبا مطرحه. خب همونطور که خودتون هم اشاره داشتید، یعنی اصل مطلب رو ادا کردیم، گفتیم وقتی ما دنیای آزادی داریم و دنیای زیبایی خواهیم داشت، این حق رو خواهیم داشت که تمام اون مبانی حقوق بشر رو رعایت کنیم، قوانین یونسکو همش اجرا بشه. واقعا اصل مطلب همینه. ببینید تا وقتی که من برای دیگران آرزوی امنیت و آرامش و صلح نداشته باشم، نمیتونم توقع داشته باشم توی خونه خودم هم امنیت و آرامش و صلح برقرار باشه. وقتی من برای دیگران زیبایی رو آرزو نکنم، نمیتونم انتظار داشته باشم خودم از این حق برخوردار باشم. چون اصلا یه چیزیه که تمام ما با هم یه جورایی ارتباط داره، این خواسته ها. یعنی وقتی من این اراده رو توی خودم دارم آرزو میکنم برای دیگران، این به صورت یک چی بهش میگن، یه بیس میشه توی زندگی من که منو به سمت اون بهترین ها، به سمت بهتر بودن، به سمت بهتر شدن هدایت میکنه. اما اگه ببینیم مثل جمهوری اسلامی فقط میاد میگه مرگ بر فلان، مرگ بر فلان، اینجا رو خراب کنیم، اینجا رو ویران کنیم، نتیجهش میشه ویرانی و بدبختی. هیچ چیزی برای مردم ایران به همراه نخواهد داشت. نمونه یمنه و الان متاسفانه مسئولین رژیم ما دارن، رژیم ایران دارن ایران رو به سمت یمن شدن پیش میبرن. یعنی آرزوهایی میکنن که اصلا مسخره و میان توی تریبوناشون از صحبت از این میکنن که ما باید یمن رو الگوی خودمون قرار بدیم. خب این آهسته آهسته این باعث میشه که این حق نادیده گرفته بشه، مردم حق خودشون رو فراموش کنن. از قیاس، وقتی قیاس توی جامعه از بین میره، همون چیزی که ما حالا بهش توی دین اسلام بهش میگن تحقیق، تحقیق از بین بردن، اجازه نمیدن مردم حتی صحبت کنن، حق آزادی بیان از بین بردن، مردم نمیتونن قضاوت کنن، نمیتونن اظهار نظر کنن، چطوری میخوام یه دنیای زیبا داشته باشیم؟ وقتی نتونیم یه چیزی رو با یه چیز دیگه مقایسه کنیم، وقتی نتونیم خوبی‌ها رو با هم با بدی‌ها مقایسه کنیم، اون وقت همه چیز یه رنگ یک نواخت سفید یا یه سیاه به رنگ به خودش میگیره. و این چیزیه که متاسفانه توی جامعه ما گم شده و از بین رفته. همونطور که ناصری هم خیلی زیبا بهش اشاره کردن، مردم هم تا حدودی میتونن بگن ما مردم مقصرن، ولی به نظر من از یه جایی به بعدش دیگه دولت که مقصره و باید دولت رو سرنگون کرد که بتونیم به اون دنیای زیبایی که میخوان دست پیدا کنیم، به اون آزادیایی که میخوان مردم دست پیدا کنن. من مایک رو آن کنم از وقتی که من دادید. ممنون از شما جناب آقای یزدان پناه. جناب آقای شایگان در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خیلی ممنونم. من فقط خیلی کوتاه در تایید صحبت آقای ناصری از روی متن میخونم که یک گزارشگری از سخنگوی کمیسیون کشاورزی سوالی پرسیده که تخصص شما چیست که درباره کشاورزی صحبت میکنید؟ میگه من روحانی هستم و علوم سیاسی هم خوانده ام که با امنیت غذایی یک جورهای ارتباط دارد و با کشاورزی پس حتما مرتبط است. ببینید ما با چه افرادی درگیر هستیم؟ یعنی شخص خودش هنوز نمیدونه که اصلا برای چی اومده، شده سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. بعد ما با اینجور افراد میخوایم مملکتمون رو اداره کنیم یا به سمت پیشرفت سوق بدیم؟ مثلا واقعا نشده به نظر من. ممنونم. ممنون جواب شایگان، کاملا درسته.
همونطور که در قبل هم عرض کردم خدمت شما، متاسفانه در واقع به خاطر اینکه از نیروهای متخصص استفاده نشده تو کشور ما تا حالا، ما با این مشکلات بسیار بزرگ که انگار در هم تنیده شده همه چیز روبرو هستیم. اما حالا در ادامه اگر بخوایم صحبت بکنیم راجع به این موضوع، و همونطور که گفتم میشه زیر مجموعه اون حق دنیای زیبا آزاد رو، حالا یک زندگی سالم و حتی داشتن رفاه و امنیت هم صحبت کنیم. خب وقتی که این اتفاق بیفته و اون رفاه یا اون زندگی سالم در جامعه ما وجود داشته باشه، ما شاهد کم شدن خشونت میشیم، شاهد کم شدن جرم و جنایت میشیم توی کشورمون، که الان متاسفانه اگه یه نگاهی هم تو که عرض کردم به سلامت روان مردم بندازیم، این جامعه بیمار کشور ما در واقع، آمار خودکشی ها از همپاشیدگی های خانواده، همه اینا همه به یک دلیل هستش که واقعا از نوجوانی حتی اگه بخوایم در نظر بگیریم هیچ امید آینده‌ای برای جوانان نوجوانای ما تو کشورمون نیست. یعنی اصلا کلا حتی جوانها یا بزرگترها هم توانایی اینو ندارن که با این وضعیت که الان در کشورمون هست برای زندگیشون امید داشتن، یعنی هدفی داشته باشن، اصلا بخوان یک هدف گذاری در زندگیشون بکنن. اینی که در واقع جامعه رو مردم رو روبرو کرده با این مسائل و راه نجاتی هم براشون نیست، و متاسفانه فقط داریم از دولت جمهوری اسلامی این رو میشنویم که تمام مشکلات ما رو از فقر و بدبختی و فحشا و فساد و همه این چیزا در کشور رو دارن بس میدن به قضیه تحریم و برجام، که مطمئنا همه شما میدونین دوستان که با این توافقی که صورت بگیره هیچ اتفاق خوشایندی در زندگی مردم، در سفره‌های مردم به وجود نمیاد، یک ریال از اون پولهایی که آزاد بشه سفره مردم نمیاد، فقط جیب اونها پر میشه و حالا قدرتمندتر میشن که بتونن به همین یمن و سوریه و عراق و نمیدونم به اینجور کشورها آنچه که خدمت خودشون هست رو برسونن. آقای منیری بعد خواهش بارم بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همکاران عزیز. من واقعیتش یه صحبتی آقای یزدان‌پناه فرمودن که باید کلن رویه به سمت نابودی جمهوری اسلامی بره، بعد بحث دنیای آزاد و زیباست، از طرفی اون بحث خشونت و امنیت. من یه مسئله همیشه توی ذهنم هست، واقعا دوستانم نظر دوستان رو بدونم، اون هم راجع به قانون اسلحه توی آمریکاش. حالا اگر تاریخ قانون اسلحه توی آمریکا رو بخونیم متوجه میشیم که همون زمان ابراهام لینکلن در واقع یکی از دلایل آزادی اسلحه این بود که به مردم اجازه میداد بر علیه دولت‌ها شورش بکنن، و در واقع به مردم این آزادی رو میداد که خودشون دولت‌ها رو عوض بکنن، خود ملت. اما از اون طرف شما بسیاری از خشونت‌ها رو می‌بینید که شدیداً مورد نقد واقع میشه. انسان یک سری از این تناقضات رو می‌بینه و همچنان نمی‌دونه دقیقاً باید کدوم مسیر رو انتخاب کنه. هنوز جامعه جهانی نتونسته به اون حد از دانش برسه که کدوم سیاست، کدوم رویه بهترین میتونه باشه برای کشورها و یک فرمول جامعی رو بخواد طراحی بکنه. حالا اتفاقا توی صحبتی که قبلتر توی یکی از جلسات با آقای گلزار داشتیم این بود که من ازشون پرسیدم خب مگه حقوق انسان‌ها یکی نیست؟ مگه حقوق بشر، مگه بشر جاهای مختلف زمین فرق داره؟ حقوق یکسان دارن، چرا قوانین فرق میکنه؟ حتی کشورهایی که دم از دموکراسی میزنن، دم از حقوق بشر میزنن و مدعی هستن که حقوق شهرونداشون رو به نحو احسن پیاده سازی میکنن، اما خب چرا از اون طرف قوانین اساسی با هم متفاوته؟ من الان دوستانم نظر دوستان رو بدونم. حالا آقای یزدان‌پناه فرمودن بله باید جمهوری اسلامی عوض بشه، اما خب به چه نحو؟ شما فکر میکنید
جمهوری اسلامی حاضر کوتاه بیاد یا باید کشته بده، حتی بعد از اون چه تضمینی وجود داره اینکه حالا یک حکومت جدید بیاد، چه تضمینی وجود داره که این حکومت دوباره جمهوری اسلامی نشه؟ خب وقتی ارتش دستش باشه، سپاه دست، حالا سپاه مثلا برداشته بشه و خیلی از ارگانهای بالا دست دستشون باشه، به چه نحو ممکنه این حکومت رو مردم بتونن تحت سلطه قرار بدن؟ متاسفانه حالا توی کشورهای دیگه، ببخشید من دارم زیاد حرف میزنم، من فقط یه نکته رو عرض بکنم، توی کشورهای دیگه دولت‌ها وابسته به مردم هستن به واسطه مالیات‌هایی که وضع میشه، در واقع نیاز دارن به مردم به خاطر همین. اما توی ایران به خاطر منابع بسیار بالایی که وجود داره کاملا دولت از مردم جداست و این مسئله باعث میشه که هر کاری بخوان میتونن انجام بدن و اصلا نیازی هم به مردم ندارن. اون ضمانتی که اصلا کلا هر کسی به قدرت برسه بشه کنارش زد چیه؟ چی میتونه باشه؟ مرسی بابت وقتی که به بنده دادین. مرسی. ممنون آقای منیری که مشارکت داشتین. جناب آقای لطفی اگه اشتباه نکنم دستشون بالا بود، بفرم. بله، حالا در پیرو به صحبت آقای منیری در جواب ایشون به نوعی میتونم بگم که اولا که از بین رفتن حکومت جمهوری اسلامی میتونم بگم به نوعی لااقل برای چندین سال عقب افتاد. به راحتی با این بحث توافقی که و بسته پیشنهادی که به اروپا دادن و علنا اعلام کردن تا شروع نشدن فصل سرما باید نتیجه بگیرن و تصمیم بگیرن و انجامش بدن و جنگ روسیه و اوکراین و قطع شدن دست اروپا از گاز روسیه متاسفانه اونها را سمت و سوی ایران میبره و میتونم به جرأت بگم طبق خبرهایی که میرسه و جالبم نیستن این توافق صورت میگیره و وقتی این توافق صورت بگیره گاز ایران به اروپا میاد. چیزی که این وسط هست درآمد بیشتر برای ایران میشه. چه اتفاقی میفته؟ دولت مردان ما هم اونجور که آقای منیری گفتن به دلیل درآمد هنگفتی که از انرژی نفت و گاز دارن و این سرازیر شده تو جیبای خودشون، تو حسابای خودشون و براشون اصلا اهمیت نداره ایرانی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. مهم چیزی که الان برای اینها مهمه منابع زیرزمینی ایرانه که میخوان تصویه قول معروف بیرون بکشن و واقعا اونو بفروشن و خزینه‌شو برای اون جمع درآمدشو برای خودشون بردارن و براشون مهم نیستن مردم، به راحتی مردمو میکشن. اینها پول و قدرت و نفت و همه چی دستشونه و با لابیایی که میکنن و از طرفی احساس نیازی که در جوامع دیگه میشه به راحتی چشم‌پوشی میکنن نسبت به عدم نسبت به تمامی اون موازین قوانین حقوق بشری که در ایران رعایت نمیشه، اون نقض حقوق بشری که در ایران ما داریم میبینیم، همه رو میبینن، کل دنیا میبینه، ولی متاسفانه چون خودشون نفت دارن و نفت دارن و مردم خودشون براشون مهم هستن مثل کشور آلمان، میان به نوعی باشون لابی میکنن و به نفع خودشون استفاده میکنن از اون چیزایی که هستش و این باعث میشه اون قسمت، اون طرف و اون دولت بمونه سر کار و این واقعیت ایران ماست، این واقعیت مردم ماست که مطمئنن روزهای بدتری رو میکشن، روزهای بدتری در انتظارشون متاسفانه. ممنون. مرسی جناب آقای لطفی. در خدمت آقای شایگان هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. درود مجدد. پیرو صحبت‌های آقای منیری من دو نکته رو میخواستم عرض کنم. یکی این که فرمودن که همه بشر مگه یکسان، یعنی حقوق بشر باید یکسان باشه. بله این تا حدی درسته، ولی خب
تفاوت فرهنگ ها و اقلیم ها رو هم باید در نظر بگیریم. مثلا یک موضوعی تو یک مثال خاورمیانه بعد و غیر متعارف محسوب میشه که همون موضوع توی اروپا یا آمریکای جنوبی کاملا عادیه، یعنی اصلا بعد جلوه پیدا نمیکنه. این یک موضوعه، یعنی تفاوت فرهنگی و اقلیمی وجود داره. موضوع دوم اینجا نوشتن که تغییر حکومت صرفا به سیاست‌های دیگه وابسته است. بله قطعا همینطوره، حداقل توی خاورمیانه قطعا همینطوره. شما الان داریم توی سوریه بیش از 10 سال مردم دارن کشته میشن، مردم قیام کردن که حکومتشون رو عوض کنن، ولی چه اتفاقی افتاد؟ توی یمن به همین ترتیب، توی خیلی جاهای دیگه. کشورهای جهان سوم یا ضعیفتر همیشه باید زیر سلطه باشن، این از دیدگاه منه، زیر سلطه کشورهای جهان اول، چون منافع کشورهای پیشرفته در این است که در کشورهای جهان سوم همواره آشوب باشه، تنش باشه، مردمشون آسایش نداشته باشه، حکومت خوبی توشون به وجود نیاد. بنابراین قطعا وابسته به حکومت‌های دیگه است. ممنونم. ممنون جواب شایگان. آقای یزدان پناه بفرمایید، خواهش میکنم. خسته نباشید خدمت همکاران. ببینید آقای لیست عزیزم یه سوال پرسیدم. ببینید تو همه دنیا ارزش ها یکسان هستن. خب این ارزش ها هم چیزی هستن که ما تحت عنوان حقوق بشر هم میشناسیمشون. خب اما اون چیزی که متفاوته نوع برخورد با ضد ارزش ها هست که متفاوت از جای تا جای دیگه متفاوت. مثلا توی ایران اگه شما قتل انجام بدید شما رو اعدام میکنن، یا توی آمریکا چند سال زندانی میکنن. پس این قوانین متفاوتن، قوانین در مقابل ضد ارزش ها متفاوتن. در مقابل ارزش ها همه جای دنیا یکسان هستن و همه ما یه خوبی ها و بدی های تقریبا مشابه داریم. حالا یه جا بهش میگیم حقوق بشر، یه جا میگیم یه چیزی. ببین بحث تو تضمین برای اداره برای حکومت بعدی مطرحه. خب هیچ تضمینی وجود نداره، خیلی واضحه بهت بگم. تضمین وقتی میشه وجود آورد که ما این حکومت رو مردم تک تک مردم بخوان و این حکومت رو سرنگون کنن. در نتیجه اگه حکومت دومی هم اومد و دوباره همین داستان خاص را بنازه، بازم تک تک مردم هستن که بتونن با اراده و خواست خودشون این تضمین رو به وجود بیارن، یعنی بازم بتونن اون حکومت رو از بین ببرن. و تا وقتی که من اینو فقط در پایان بگم، تا وقتی که مردم دنبال شخص پرستی هستن که یکی رو به عنوان شاه یا شیخ بخوام بذارم اون بالا و از این یه بوت بسازن، خب این بهتره که اگه قرار چنین اتفاقی بیفته اصلا بهتره که نشه، چون دوباره تکرار بازهاته، تکرار تاریخه و مردم از یه نفر انقدر بوت میسازن، انقدر بالا میبرنش که دست خودشون هم بهش نمیرسه و اون تضمین از بین میره. تضمین وقتیه که اراده مردم و خواست مردم مؤثر و قابل قبول باشه، یعنی مردم بتونن نظر بدن، حکومتی به وجود بیاد که خواست خود مردم باشه. و اینم که بخویم بشینیم تو ابد که حالا ما منتظر بشیم که تضمینی باشه برای این قضیه، خب هیچ اتفاقی که نمیفته. هیچ، ما باید تلفات بیشتری در مقابل بیماری کرونا بدیم، چون آقای خامنه‌ای دوست ندارن واکسن فایزر تو ایران مصرف بشه. باید بیشتر منتظر تلفات از طریق خوشسالی، از طریق نمیدونم جنگایی که حالا رژیم رو میندازه، هواپیماهای خودی رو میزنه، نمیدونم از این مسائل. باید بشینیم همینجوری که بگیم آره، چون ما نمیدونیم فردا چی پیش میاد. هیچ کس نمیدونه فردا چی پیش میاد، هیچ کس نمیدونه یه دقیقه دیگه چی پیش میاد. اما این دلیل نمیشه که ما چشم خودمون رو به روی حقایق ببندیم و بگیم آره چون فلان شده در فلان روز فلان اتفاق افتاده، ما دیگه باید تا ابد اینو تحمل کنیم. نه، چنین چیزی وجود نداره، تحملی وجود نداره. من مایک رو راه میکنم، وقت رو میدن سایر دوستان. سپاسگزارم جناب یزدان پناه. من یه نکته خیلی کوچیکی رو میگم و دوستان رو در انتظار نمیذارم زیاد. با توجه به همین موضوع برجام که صحبت کردیم، 43 سال جمهوری اسلامی داره همش مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا میگه، اما حالا من به اخبار داخل ایران کار ندارم، اما نخست وزیر خود اسرائیل اعلام کرد که اون طرح برجام رو در واقع دیزاینش کاملا اسرائیل انجام داده و فرستاده اتحادیه اروپا قبول کردن و رفته برای آمریکا که حالا تایید بشه. و اینجا نشون داده میشه، این صحبتی که اول جلسه کردیم در مورد این که در جنگ ایران و عراق بمبای شیمیایی که توسط دولت آلمان در واقع انجام شد هیچ واکنشی نشون ندادن و صحبت از این دستهای پشت پرده بود در واقع و روابطی که وجود داره بود. و اینجا هم حالا متوجه شدیم که 43 سال این دروغ رو در واقع به خورد مردم دادن و در آخر هم دارن توافق میکنن با همون کشوری که سالیان سال دارن مرگ بر اسرائیل میگن بهش. پس واقعا در اینجا میشه نتیجه گرفتش که بله، سیاست های کشورهای دیگه دخیل هستش در
در واقع کشور ایران. خانم شاهسوانی عزیز در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران گرامی و خسته نباشید شما خانم بیرجندی عزیز. در رابطه با صحبتی که داری میشه، سوال خوبی که آقای منیری پرسیدن، اینکه حکومت ایران صرفاً به سیاست کشورهای دیگه وابسته است، خب مسلماً منطقیه. دارید میبینید که این همه نقض بشر توی حقوق بشر توی ایران داره انجام میشه، ولی همه دنیا چشمشون رو بستن روی این مسئله، البته دولت‌هاشون، و به خاطر منافع خودشون دوست دارن که یه سری حالا این دولت کلاً باشه، چون نیاز دارن به حالا گازش یا منافع خودشون. ولی من فقط میخوام به این نکته اشاره کنم، این مسئله باعث نمیشه که ما بیایم سلب مسئولیت کنیم. ما هیچ کس تو دنیا دلش برای مردم ایران نسوخته، پس خود ملت باید مسئولیت پذیر باشن و برای حالا تغییر نظام خودشون این مسئولیت رو بپذیرن و براش سعی و تلاش کنن. اتفاقی که اول انقلاب افتاد چی بود؟ خب وقتی که آقای خمینی وارد ایران شد، گفتن که پول آب و مرد مجانی، یعنی پولی نمیخواید بدید، معذرت میخوام، گفتن که اقتصاد کار خره. خب اون زمان چرا مردم هیچ عکس العملی نشون ندادن؟ چون که آگاهی نداشتن، هیجان زده شده بودن، به قول دوستمون انگار که بت ساخته بودن از یک نفر. ولی اتفاقی که الان باید بیفته، حالا اگه مسیر تغییری هست، با آگاهی این روند گذار انجام بشه. وقتی مردم آگاهی داشته باشن، دیگه یه نفر نمیتونه بیاد مردم رو گول بزنه، نمیتونن سوء استفاده کنن، نمیتونن این اتفاقی که 43 سال پیش افتاد دو مرتبه تکرار بشه. من میخوام تاکید کنم روی این موضوع که آگاهی مردم و احساس مسئولیتشون میتونه در گذار از این موقعیت خیلی خیلی مؤثر باشه. اینکه ما بشینیم دست رو دست بذاریم دیگران کمک کنن، دولت‌های دیگه، نه، هیچ اتفاقی نمیافته. خود مردم، وظایف ما مخصوصا که بیرون از مملکتیم، چون الان آزادی‌های بیشتری داریم، میتونیم توی شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشته باشیم، خب این مسئولیت ما رو دوچندان می‌کنه. ممنونم از وقتی که به من دادید، مایک رها میکنم. ممنونم از مشارکتتون خانم شاهسوانی عزیز. آقای منیری بفرمه، خواهش میکنم. مرسی بابت وقت دوباره که به من دادید. من در ادامه صحبت آقای شایگان در واقع میخواستم یه مطلبی عرض بکنم. این صحبت آقای شایگان فوق العاده ناامید کننده بود، یعنی با صحبتی که ایشون فرمودن، یعنی کلن در حال حاضر ما حالا درسته داریم آگاهی رسانی میکنیم، اما در جهت تغییر حکومت، من نمیگم الان نظرم مثبت یا منفی، اما یک دیدگاه رو دارم میگم، این که یعنی ما باید بشینیم و ببینیم بقیه چی کار میکنن، یا این آگاهی رسانیمون به چه میدونم به مردم اروپا، به مردم آمریکا باشه، که اونها به حکومت‌هاشون، یعنی به مردم کشورهای توسعه یافته باشه، که اونها به حکومت‌هاشون فشار بیارن که شاید ایران نجات پیدا بکنه. من عرض کردم من خودم نمیدونم، چون خانم شاهسوانی باز همونجا راجع به امام خمینی که صحبت کردن، خب بسیاری از فرضیات، حالا من نمیتونم 100% همه رو تایید یا تکذیب بکنم، بسیار از فرضیات این بود که دقیقاً آقای خمینی کامل از کشورهای اروپایی ساپورت شد، یعنی اینجوری نبود که خودش بیاد و واقعاً مردم انقلاب کرده باشن. خیلی ها دقیقاً به این موضوع واقفن که به قول معروف شاه تا یه حدودی بحث به خاطر مسئله اوپک تا یه حدود خیلی زیادی سرکش شده بود و کلاً جامعه جهانی، حالا حداقل اون کشورهای غربی، میخواستن ایشون رو حذف بکنن از اون گردونه. اما
باز با این وجود، حالا من الان یه صحبت یه سوال از آقای شایگان دارم. اگر بخوایم این با این ایده جلو بریم که بله مردم تأثیر اونچنانی ندارن و از سیاست کشورهای توسعه یافته هست، در حال حاضر ما داریم چی کار میکنیم؟ این آگاهی رسانی اگر قراره خب الان ما در حال حاضر برای مردمه، اگر قرار باشه مردم هیچ کاری باشن، کار ما الان چیه؟ عرض کردم میتونیم مثلا این اصلا کلان سخنرانی هامونو به یه زبون دیگه، به زبونهای غربی کامل برگزار بکنیم. ببخشید آقای خمینی، آقا که دیگه بودن، به زبونهای دیگه جلساتمونو برگزار بکنیم و برای مردم کشورهای توسعه یافته باشه. از یه طرف من حالا یه سوال دیگه هم داشتم. شما آقای شایگان فرمودید که کشورهای توسعه یافته جلوی کشورهای جهان سوم رو میگیرن، پس با این تفاسیر اصلا نباید انتظار داشته باشیم کشوری از جهان سوم و در حال توسعه بتونه به پله کشورهای توسعه یافته ترقی پیدا بکنه، چون مطمئنن به ضرر کشورهای توسعه یافته است. حالا مثلا آدم میتونه بعضی نمونه ها رو ببینه، برای تغییر رژیم فعالیت نمی کنیم، خب برای حقوق بشر فعالیت می کنیم، اما خب وقتی این رژیم داره حقوق بشر رو نقض می کنه، ما نباید جلوش رو بگیریم؟ نباید حداقل با... خب من الان میگم که الان سوال خیلی خوبی شما مطرح کردید، یعنی جمله خیلی خوبی گفتید، گفتید ما برای تغییر رژیم فعالیت نمی کنیم، درسته، اما نمیتونیم به مردم آگاهی برسونیم که این رژیم داره حقوق شما رو نقض میکنه و با این آگاهی شما باید این رژیم رو تغییر بدید. حالا ما نمیتونیم این برای تغییر رژیم فعالیت کردن یا برای حقوق بشر، من میگم جفتش، نمیتونیم این دوتا مطلب رو از هم جدا بکنیم، این دوتا کاملا به هم وابسته هستن و موازی. ببخشید خیلی حرف زدم، عذر میخوام، ممنون. خواهش بگم، سپاسگزار آقای منیری. من یه صحبتی رو داشته باشم اینجا، تایید میکنم صحبت آقای شایگان رو و برای شما یه توضیح کوتاه میدم، بعد در ادامه جناب آقای شایگان اگر که خواستن صحبت کنن در خدمتشون هستیم. بذار یه فلشبک بزنیم به گذشته. الان ببینید، الان راجع به کشور سوریه و عراق و یمن و لبنان و همه اینا صحبت کردیم که همین وضعیت ایران هستش. چرا؟ چون همون ایدئولوژی اسلام درش هست، همین تسلط خود ایران، الان ببینید نفوذ خود ایران، دخالت‌های کشور ایران در عراق و نمیدونم سوریه و لبنان و همه اینا با تمام کارهایی که داره انجام میده هست و پشت این در واقع نفوذ روسیه هست. ما اینو نمیتونیم چشممون رو ببندیم که تو این 43 سال روسیه داشته کشور ما رو در واقع اداره می‌کرده. پشت این سیاست‌های کشور ما کاملا مشخصه که روسیه بوده تا الان و این دیگه در واقع پوشیده نیست از همه. و حالا در این زمینه که چرا این اتفاق افتاده، خب دلیلش کاملا مشخصه، واقعا عدم آگاهی. الان سوریه و لبنان و افغانستان پاکستان اینا همه مثل ایرانه، چه فرق میکنه؟ عدم آگاهی مردمه، واقعا به اون روش نرسیدن مردم. پس در نتیجه دخالت‌های کشورهای مثل روسیه تاثیرگذار هست تو این وضعیت که هممون مشابه داریم با هم دیگه. و اگر مردم واقعا به اون آگاهی برسن و من معتقدم بر این نظر من هستش، اگر به اون آگاهی که باید برسن، از دل خود این مردم یک نفر بیرون خواهد آمد یا چندین نفر بیرون خواهد آمد و این تغییر رو ایجاد خواهد کرد. اما اگر به این آگاهی نرسن، مطمئن باشین که یک نفر دیگه الان در حال آماده شدن هست که مثل آقای خمینی به ایران بیاد و اون اتفاقات دوباره از اول بیفته و همینطور سلسله مراتب. عذرخواهی میکنم آقای سبزیان، منتظر موندین، مایک در اختیار شما، بفرمایید. درود مجدد. آقای منیری کلن اومد در جلسه 180 درجه بحث آزاد نابود کرد و برد یه سمت دیگه. تشکر میکنم واقعا ازشون و سوالای خوبیه به نظر من، ولی به نظر من در این بحث آزاد حیفه واقعا، نه که جاش اینجا نباشه، نه جاش اصلا همین جاست، ولی این که واقعا حیفه این بحث آزاد رو به سمت این ور بکشیم و خودش رو از دست بدیم. چرا هیچکی نیومد تو این بحث آزاد در مورد این که الان جریمه گذاشتن برای بانوان صحبت، چرا هیچکی صحبت نکرد؟
چرا هیچکی نیومد بگه الان این ستاد مرکزی اربعین، من دقیق دارم اخبارش دقیقا تو گوشیمه دارم میخونمش، از انبار کردن بیش از 650 میلیون بطری آب معدنی برای زائران در ایام اربعین خبر داد. بعد حالا همدان، شهر کرد، سیستان بلوچستان محتاج یه ذره آب. این که حالا رژیم تغییر کنه نکنه، این من نمیگم جاش تو این کانون نیست، نه اصلا صحبت اصلا باید بکنیم، ولی به نظر من حیفه که این بحث آزاد که واقعا این موضوعاتی که الان هست، ببینید همدان کلن کوهه و آب نداره، شهر کرد دماش همیشه منفیه، همیشه برف میاد، چطور ممکنه آب نداشته باشه؟ و البته نظر من ها، چون الان من احساس دارم میکنم بحثا، اول که از خود بحث آزاد خارج شدیم، این از یه مورد، 180 درجه کلا رفتیم به مسیر دیگه، و مورد بعدی هم این که داره بحثا دو طرفه میشه، و چون یه نفر سوال میکنه یکی هم جواب میده، خب حق اونم که باید جواب بده، پس بحث دو نفره نشه خواهشن، و اینکه از اون مسیر بحث آزاد دور نشیم خواهشن، یعنی چیزی که حداقل یه نتیجه بگیریم از بحث آزادمون، حتما میتونیم در این مورد برای بحث آزاد خود ماه آیندهمون صحبت کنیم، حداقل این بحث آزادی که ما براش گذاشتیم یه نتیجه ای ازش بگیریم، آقا نتیجهش چیه، که به نظر من حیف میشه، چون ما بحثای زیادی هست، حالا من یکی دوتا مثالشو زدم، چون واقعا زیاده این که اصلا بیایم در مورد این حق دنیای زیبا و آزاد برای همه صحبت کنیم، یعنی زنان هست، کودکان هست، کارگران هست، در مورد همه قشرهای جامعه میشه در موردش صحبت کرد، به نظر من البته حیفه که واقعا ازش بگذاریم و وارد بحث دیگه ای بشیم. من میتونم بگم که برای ماه آینده میتونیم همین موضوع رو که حالا در موردش داره صحبت میشه حتما برای بحث آزاد ماه آینده بذاریم، و به نظرم حیفه، حیفه که الان در مورد بیابی ها صحبت نشه، در مورد اینکه بانوان الان دارن جریمه میشن صحبت نشه، در مورد سپیده رشنو صحبت نشه، واقعا حیف، یعنی در حقشون جفا. حالا نظر من، حالا من دخل برم. سپاسگزارم جناب آقای سبزیان. البته من یه توضیح کوتاه خدمت شما بگم. اولا من عرض کردم اول در مورد حق خوراک و مسکن و در واقع زندگی و رفاه اجتماعی خواستیم صحبت بکنیم، و در بخش بعدی که گفتم حتما راجع به همین حقوق زنان و این اتفاقاتی که افتاده قرار بود بپردازیم. اما چرا بحث به اینجا کشیده شد؟ به خاطر اینکه ما اون حق دنیای زیبا و آزاد رو در جمهوری اسلامی دیدیم که با عملکرد دولت و موانعی که هست نادیده گرفته شده و بحث به اینجا کشیده شد. خب من فکر میکنم جناب آقای سعادتی، بله بفرمایید، خواهش فرمایید، در اختیار شما. درود خدمت دوستان عزیز. قبل از هر چیز میخواستم بگم که اگه سوریه و لبنان و یمن به این روز افتادن به خاطر دخالت کشورهای خارجی بوده، اگه مردم ما خودشون یه مقدار عزمشون رو جزم کنن و خودشون بخوان برای خودشون کاری بکنن، هیچ وقت به نفع کشور دیگه کاری نمی کنن. هر کشوری توی کشور دیگه بخواد هزینه ای بذاره واسه از بین بردن کسی یا ریشه‌کن کردن چیزی، هزینه خودش رو از اون کشور خواهد برداشت و این منطقیه. پول سربازش و پول فشنگش و همه چیزش رو از ما خواهد کشید بیرون. این از این. و دومیش این که آقای سبزیان کاملا درست گفتن بابت اینکه باید به این مسائل ما رجوع کنیم و بگیم الان ما در همدان آب نداریم، ولی جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده برای ساخت یکی از بزرگترین تصفیه خونه های آب در عراق، و این واقعا وحشتناکه. و دومیش این که تقریبا میشه گفت که مقداری از سهمیه بنزین بلوچ ها رو برداشته، با اینکه بلوچ ها مسافت خیلی دوری رو به خاطر کارشون از خونه میان و موقع برگشتن واقعا نیاز به وسیله نقلیه دارن، و اینم ظلمیه که در حق اینها میشه. و یک صحبت دیگه ای هم داشتم، این بود که دوست عزیز وقتی شما از جای رد میشی یا روی تخت شما یک دونه میخ هست، بهترین چیز اینه که اون میخ رو در بیاری، نه اینکه هی پات رو پانسمان کنی. الان این رژیم و جمهوری اسلامی ایران داره انسانها رو واقعا از بین میبره، یعنی انسانیت رو هم از بین میبره.
یعنی جوری که با فرهنگ گداپروریش داره نابود میکنه جامعه رو. و اگه ما این میخ رو نکشیم، هی پام رو پام پیچی کنیم، بالاخره عفونت میکنه و کل این کالبد از بین میره. من مایک رو رها میکنم. ممنون ازت. ممنون آقای سعادتی بابت مشارکتتون. خانم شاهسوانی عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. خب جناب آقای سبزیان فرمودن که خب بحث داشته باشیم در مورد دنیای آزاد، اما آیا دنیای آزادی که ما تو ایران داریم راجبش صحبت میکنیم راجب چه گروهی این دنیای آزاد رو داریم؟ در مورد زنان داریم؟ در مورد کودکان داریم؟ در مورد ادیان و اقوام مختلف داریم؟ در مورد کارگران داریم؟ در مورد هنرمندان، نویسندگان؟ شما هر گروهی رو، هر رنج سنی رو در نظر بگیرید، اصلا در مورد دنیای زیبا و آزاد نمیشه صحبت کرد با این دولت توی ایران. به همین خاطر من فکر میکنم اصلا صحبت ها کشیده شد به اون طرف، چون واقعا توی ایران از دنیای آزاد و زیبا خبری نیست. ممنونم از فرصتی که به من دادید. ممنونم از شما خانم شاهسوانی عزیز. جناب لطفی بفرمایید، خواهش میکنم. بله، دو تا مطلب من خیلی مختصر و کوتاه میگم. یکی این که این رژیم حالا اگر قرار باشه اتفاقی بیفته و بره، و خب این تمایل به رفتنش برای همه وجود داره، چیزی که مهمه صدا من رو دارید؟ بله بله الان هست. بله یه لحظه قطع شد صدا شما. پوزش میخوام. یکی این که الان نمیدونم تا چه مقدارش رو شنیدید، هیچ اعتمادی بین مردم نسبت به همدیگه وجود نداره و این عدم اعتماد نسبت به همدیگه کار رو برای مردم سخت کرده و این امکان بلند شدن وجود نداره. اما در مورد دنیای آزاد توی ایران، جایی که سفیر ایران تو لبنان میگه ما حاضریم سوخت رایگان به لبنان بدیم، چه توقعی میتونیم داشته باشیم از این که به مردمان خودمون رسیدگی کنن و آب برسونن؟ سرکرده های نظام جمهوری اسلامی ایران یک مش عرب هستن که به فکر اعرابن. من نمیخوام خدای نکرده نسبت به عزیزان اعراب هموطن خودم یا سایر اقشار عربستان، حالا کشورهای عربی، خدای نکرده توهین بکنم، ولی اگر واقعا خون ایرانی در رگهای این عزیزان ما باشه، این مسئولین مملکت ما باشه، مطمئنن به فکر مردم ما خواهند بود. آسایش رو برای مردمان ما میخوان. یک بلوچی که هزینه سوختش کم میشه، برای چی کم میشه؟ به خاطر اینکه سوخت رو قاچاق میکنه به کشورهای به مرزهای دیگه، به پاکستان، افغانستان، تا بتونه درآمد کسب کنه. میاد سوختش رو کم میکنه که این امکان رو ازش بگیره. خب اگر تو سوخت رایگان داری که بدی به لبنان، چرا به مردم خودت کمک نمیکنی؟ چرا هزینه بنزین تو اینجوری کردی؟ چرا سهمیه بندی کردی؟ خب این تمام این زد و نقیز ها رو وقتی میچینیم کنار هم دیگه، فکر میکنم دوباره صدام رفته. هست صداتون آقای لطفی، بفرم. ببخشید. تمام زد و نقیز ها رو وقتی میچینیم کنار هم دیگه به یه نتیجه میرسیم. این که اینها فقط به فکر منافع خودشون هستن. دنیای آزاد توی ایران معنا پیدا نمی‌کنه مگر با از بین رفتن اینها. ما تا هیچ کدوم از این موانع مفاد حقوق بشر را اگه بخونیم مطالعه کنیم، هیچ کدومش در ایران رعایت نمیشه. حق آزاد و برابر برای همه از زمانی که به دنیا میاد. چه حق آزادی بچه داره وقتی به دنیا میاد؟ ما توی آلمان بچه به دنیا میاد تا 18 سالگی کیندرگلت میگیره. توی ایران کدوم بچه از حق یه کوچکترین چیز برخورداره؟ پوشکش رو باید چقدر گرونتر بگیره؟
هزینه شیر خشکش هست، هزینه های سرسام‌آور بیمارستانش هست. اینجا یه بچه به دنیا میاد، حتی از اداره اون شهر میرن دم خونه و یه سری امکانات بهش میدن، یه سری هدایا بهش میدن. کدوم اینا رو بچه‌های ما دارن؟ عدم تبعیض، کدوم تبعیض رعایت نمیشه؟ ما همه اقشار نسبت به تمام اقوام تبعیض در ایران داریم. تک به تکش رو اگه بخوام حقوق بشر رو بخوام بررسی کنیم، میبینیم که هیچ کدومش در ایران رعایت نمیشه و نقضه. پس دنیای آزادی در ایران وجود نداره. مادامی که این رژیم هستش، دنیای آزاد برای ایران و ایرانی هیچ معنایی نداره. ممنون. ممنون از شما آقای لطفی. آقای احمدی خواه، ما در اختیار شما، بفرمایید. روز همگی بخیر. بحث تو بحث جالبیه، خیلی حاشیه میره، اصلا ربطی به بحث به نظر من زیاد نداره. دنیای زیبا برای همه، خب وقتی میگیم برای همه یعنی من باید ناراحت بشم که بغلیم ناراحت، من باید ناراحت بشم که بغلی زندانی رفت. ولی خب مثلا میبینیم یک سلیبریتی مثل آقای علی کریمی میاد یه نقد میکنه، همون طرفدارش هم به نسبت طرفدارش کسی اعتراضه که آقا چرا به این توهین شد. ما میایم مثلا به قول گفته آقای سبزیان یه بنده خدایی به خاطر یه اعتراض تو اتوبوس میگیرم میزنم شکنجه میدم، میان اعتراف اجباری میکنم، به همون نسبت 50% مملکتم زنه خانم، به همون نسبت کسی اعتراض نمیکنه. یعنی وقتی میگیم دنیای زیبا برای همه، همه مسئولیم، نمیشه ما بگیم فقط حکومت. حکومت که جای خودش به گفته وزیر خود اون حکومت میگم اصلا هیچ برنامه واسه شادی نداریم. آقای زرقابی راحت اعلام میگه یکی از نقطه ضعف‌های ما اینه که ما اصلا هیچ برنامه برای شادی نداریم. ما هیچ وقت نمی‌بینیم یه شادی دست جمعی تو کشور ما طراحی شده باشه، بجز اعیاد مذهبی، اونم با اهداف خودش. خدمت شما عرض کنم، تا وقتی تک تک ماها غم دیگری یا غم خودمون نداریم و شادی دیگری ما شادی خودمون ندونیم، می‌بینیم که مثلا ما تو فرهنگمون بیشتر اگه مثلا یکی فوت کنه میریم عیادتش، مثلا ممکنه 20 سال با یارو قهر باشیم، کسی کارش فوت میکنه میتونیم میریم این گناه داره، حالا عروسی همون بنده خداست کسی گناه داره. یا مثلا طرف اگه دور از اونجا مثلا سرطان گرفته چون میدونیم میریم کمک نقدی میگیریم، حالا بنده خدا اگه میخواد بره مسافرت کمک نمیکنه، اگه بدیم یه جا بده کاری میگیم خجالت نمیشه بالا میشه مسافرت بده. این خیلی ریشه داره تو طرز فکر و فرهنگ و اینم خب حکومت هم که تجدید میکنه، یعنی تا میتونه منافع خودشو داره. این حکومت خب دنبال گسترش ایدئولوژی، گسترش ایدئولوژی هم خب قاعدتا فدایی میخواد، یه آدم غمگین باشه که بزنه به دل صحرا و کشته بشه که اینا به اهدافش میرسن، همون کاری که تو سوریه کرد. و این قضیه خیلی نشون میده نیاز به آگاهی داره که من مثلا اگه یک سنی منشیه، اگه یک سنی اومد مثلا جشن گرفت منم برم تو شرکت، یا یک زرتشتی بود منم برم شرکت کنم، چه ایرادی داره؟ یا برعکسش، ما کمتر دیدیم که مثلا تو یه جشنی که مثلا شیعه باشه سنی شرکت کنه، یا برعکس، یا حالا اقلیت‌های دیگه یا تفکرات دیگه. چه ایرادی داره یه بهایی مثلا جشن گرفته منم برم شرکت کنم، یا اگه یه مراسم حالا نمیدونم مذاهب دیگه غم و غصه دارم مثلا منم برم شکایت، همچین چیزی اصلا تو ما نیست. خب بالاخره این به نظرم فقط پایه ریشه فرهنگی داره، طرز فکرمون باید تغییر کنه و حالا کار داره، چون که ما اصلا از این زاویه کمتر کسی نگاه کنه که آقا بیاین همه رو به چش خودمون ببینیم، اگه یکی ناراحت ما هم ناراحت بشه، یکی خوشحال ما هم خوشحال شه. متشکرم از وقتی که بعد. ممنون از شما جواد احمدی خواه، ولی با وجودی که با صحبت شما کاملا موافقم، ولی باز در انتهای صحبتتون باز اشاره به خود جمهوری اسلامی شد که حتی همین در مورد شادی در کشورمون یا مراسم، آیا فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی میذاره اتفاق بیفته به غیر از همون مراسم مذهبی و غیره؟ حالا مردم اگه بخوان خودشون کارنوالی به قول معروف تدارک ببینه یا جشن شادی، آیا فکر می‌کنید جلوشو جمهوری اسلامی نمیگیره؟ جناب سبزیان بفرمایید، خواهش میکنم. درود مجدد. من قبل از فکر کنم یه سری از صحبتهای من یا بد برداشت شد یا اینکه من بد گفتم، به تازه شاید من بد گفته باشم. ببینید من کاملا با این بحث موافقم که ببینید من خودم همیشه یه مثالی میزنم، میگم که شما یه خونه متروکه که داشته باشی بعد این خراب بشه دوباره پیریزیش بیاد بالا. خب این رژیم هم همینه، اصلا اصلاح پذیر نیست. بحثی که من عرض کردم خدمتتون در مورد بحث آزاد در موردش صحبت بکنیم،
هدف صحبتم این بود که فراموش نکنیم. چون من 2 هفته پیش بود فکر کنم یا 3 هفته دقیق خاطرم نیست، با یک شخصی که ایران صحبت میکردم اصلا نمیدونست همدان، نه 2 هفته پیش بود یا 1 هفته پیش بود الان خاطرم نیست واقعا دقیقش، باش صحبت میکردم، آره میگم اصلا من روز شبم گم شده تو این 1-2 هفته، باشون صحبت میکردم طرف اصلا نمیدونست همدان آب نداره. خب من حرفم همینه، خب الان من چیکار کنم؟ الان من وایسم؟ خب شما که میگه حق اعتراض نداری، خب اعتراض که نکنیم، اینم که نیایم بگیم تو بحث آزاد. خب الان مثلا من بیام بگم که کشورهای خارجی میخوام بیان کمک کنن یا نکنن، خب اونا که کمک نمیکنن به من. تا حالا کی شده یه دولت خارجی بیاد کمک کنه به یه دولت خارجی دیگه که برایش سود نداشته باشه، ببین اشتباه برداشت نشه، تا حالا کی شده؟ شما یه مثال به من بزنید، یه دونه، مثلا ایران هم نباشه، کل این دنیا. این که بیایم بگیم که خب آیا حق اعتراض داریم، خانم شاهسوانی هم فرمودن، خب چیکار کنیم؟ اعتراض نکنیم؟ چیکار کنیم پس؟ نیایم اعلام بکنیم که مشکل هست، نیایم بگیم که بیا رو نیایم بگیم؟ خب مگه هدف کانون آگاهی رسانی نیست؟ مگه نباید بیایم بگیم که آقا دوتا جواب نداره، طرف رو رفتن جوری زدن، یعنی اومده تا قشنگ اومده همینه تو اتوبوس گفته، اومد تو ویدیو شما هم دیدی، گفت واسه کی میخوای بفرستی؟ همین جوری گفت واسه کی میخوای بفرستی؟ من میدم سپاه پدرت در بیاره. یه کرد این کارو، ثابتم کرد. طرف عکس قبلیشو برید ببینید، عکس بعد اون ویدیوش هم برید ببینید، یعنی قشنگ میتونیم هم یه مثال گلی که چکفته رو با یه گلی که پژمرده شده رو قشنگ چنین، یعنی طرف نابود شده، یعنی این انسان دیگه اون انسان سابق نمیشه. من حرفم اینه که بیایم در مورد چیزایی که واقعا الان داره اتفاق میفته، حرف من اینه، یعنی منظور صحبت من همینه، وگرنه که آره بیایم در مورد این صحبت کنیم که این دولت باید عوض شه، واقعا هم باید عوض بشه، ولی خود تا عوض بشه چی کار کنیم؟ حرف من اینه، نمیم بیایم افشاگری کنیم، نمیم بیایم آگاهی رسانی کنیم که بابا چرا اتفاقایی داره میفته. این که هنوز طرف نمیدونست یه شهر توی کشورش که من خارجم میدونستم، اما اون نمیدونست و خودش هم همدانی بود، یعنی همدانی بود، یعنی نگیم مثلا کرد بود و یه جا دیگه بود، مال یه قبیله بیه حالت یه قشر دیگه، جای کشور دیگه یا مثلا یه شهر دیگه بود، نمیدونست این قضیه رو. من حرفم اینه، من صحبتم اینه، حالا وایس این تغییر ایجاد بشه، حالا تو چند سال تغییر میخواد ایجاد بشه؟ 10 سال 20 سال؟ خب باید بیایم گفته بشه، ملت بدونن چه خبره. قبول دارم یه سری ها میدونن اون کاری نمیکنن، یه سری ها ولی واقعا نمیدونن، طرف هنوز نمیدونه آقا همدان آب نداشت. یعنی من واقعا تعجب کردم آقا چطور ممکنه. من میگم سلیقه بیشتر صحبت نمیکنم، من واقعا حرفم اینه، وگرنه که منم موافقم اینا برن، ولی خود تا برن چیکار کنیم؟ نیم بیم اون موارد رو بگیم، نقض حقوق بشر رو بیاییم بگیم. آیا احمدی خواه به نظران کاملا درست میگفتن، باشه الان هستش، مشکلات هست، خانم بیژنی منم موافقم، شما هر چی بگیم تش میگیم خود جمهوری اسلامی ایران، باش. خب این گرفتاری رو خب ببینید الان، خب خیلی جالبه دیگه، الان میگه گرفتاریه. من واسه خیلی میکنم 3 دقیقه بیشتر، شما واقعا معذرت میخوام از همه، میگم 3 دقیقه گرفتاریه، ولی از اون طرف میاییم مثلا داریم نمیدونم آب جمع میکنم برای اربعین، رو هموطنش آب نداره، خب اینم باز به جمهوری اسلامی رب داره، نظر آب میکنم برای اربعین، اینم جمهوری اسلامیه، این شهروند نیست، این ایرانی نیست که داره نظر آب میکنه، خب این چی میشه؟ حرف من اینه، یعنی کل صحبت من واقعا هم ببخشید من بیشتر صحبت.
خواهش میکنم. مرسی آقای سبزیان. حالا فرمودین آب جمع کرده رو اینا، بازم من دارم میگم اینا اگه بخوایم به در نظر بگیریم واقعا همون اون چیزیه که تو مغز مردم فرو کردن. بعد تعجب نکنید که کسی خبر نداشته همدان اون دوستتون. من روزانه با این مسئله با خانواده خودم مواجه هستم، چرا راه دور برم؟ خیلی از مسائل من میگم مثلا خواهر من نمیدونه، میگه ای اینجوری شده، ای اونجوری شده، خبر ندارم. پس به طور مثال اونی که اخبار توی کشور خودش رو خبر نداره، از شهر خودش، از همشهری خودش، از بقیه مسائل هم خبردار نخواهد شد. این مشکل سر اینه. خانم شاه‌سوانی عزیز بفرمایید. خب صحبت ها انقدر زیاد شد که من اصلا یادم رفت چی میخواستم بگم واقعا. من سعی میکنم 3 دقیقه رو واقعا رعایت کنم. در رابطه با یکی از دوستان و همکاران عزیز گفتن که مردم ما یه مقدار بی تفاوت هم نسبت به همدیگه. من اصلا اینجور فکر نمیکنم. اگر سپیده رشن و اون بلا به سرش اومد و زنان اعتراض نمیکنن به خاطر اینکه مشکل دارن توی اعتراض کردن، نه توی اینجا الان ما هستیم، نه من در مورد مردمی که توی ایران هستن صحبت کردم، نه اینکه بی تفاوتن، نه همه ناراحتن. اگر کودک توی زباله ها دنبال غذا میگرده همه ناراحتن. اینکه کسی صحبت نمیکنه چون اجازه اعتراض نداره، به محضی که بخواد توی حالا شبکه‌های اجتماعی اظهار نظری کنه چجوری اعتراض کنه؟ به هر طریقی که بخواد اعتراض کنه سریع سرکوب میشه. شما که دارید میخونید تمام اخبار رو، نمیتونن اعتراض کنن، میگیرنشون، واقعا نمیتونن. و این مسئولیت باز ما رو بیشتر میکنه که هم اطلاع رسانی کنیم، چون ما الان اینجا دستمون بازه، چه برای ایرانی ها چه برای خارجی ها. من خودم اونجایی که کار میکنم، حالا بعضی وقتا توی پازه با خانم و آقای آلمانی که دارم صحبت میکنم، اصلا نمیدونن واقعا ایرانی ها. خب همشون میگن اونجا که جنگ نیست، هیچ اطلاعی ندارن. و بازم این وظیفه ما و مسئولیت ماست که حتی برای کسانی که این طرف هستن، توی اروپا هستن، اطلاع رسانی کنیم بدونن که توی ایران چی داره میگذره. واقعا نمیدونن. ممنون از فرصتی که به من دادید. سپاسگزارم خانم شاه‌سوانی. دقیقا درست میفرمایید شما. این هیچ چیزی از وظیفه ما در جهت آگاهی رسانی کم نمی کنه. جناب آقای منیری بفرمایید، شما رو میشنویم. ممنون که دوباره وقت به بنده وقت دادید. من سعی میکنم سریع عرض بکنم. یکی صحبتهای آقای سبزیان که فرمودن راجع به این مسائل صحبت کنیم، من 100% موافقم. اما خب اتفاقا من یه جایی با شما مخالفم، اونم این که اینها رو توی بحث آزاد مطرح بکنیم. چرا؟ چون بحث آزاد یک جاییه که باید تضارب آرا صورت بگیره و دقیقا حالا اون دیالوگ، حالا دوستان هر جا بخوان میتونن دستشون رو بلند کنن، حتی اگر دیالوگ بشه بقیه دوستان هم میتونن نظرشون بیان کنن و به یه راهکار برسیم. این مسائلی که شما بیان کردید بهتره توی سخنرانی ها حتی مطرح بشه. چرا؟ که خب یه سری چیزای واضحه و همه میدونیم که این نقض ها صورت میگیره. یعنی یه سری چیزی که حالا مثلا ما میدونیم که خود به خود میدونیم اگر همدان آب نداره بر اساس یه سری سیاست های آبخیزداری میتونن برطرفش بکنن، اما خب از اون طرف آیا این کار رو انجام میدن یا نه؟ این یه موضوع. من حالا موضوع اصلی که میخواستم بیان بکنم در ادامه صحبت آقای احمدی خواه که این بود که مردم، یعنی حالا متاسفانه حالا ما که دیگه از جمهوری اسلامی دیگه بریدیم، اما وظیفه ما در قبال مردم چیه و به عنوان مردم چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ من در واقع این حالا آقای احمدی خواه راجع به این مسئله صحبت کردم، بعد خانم شاه‌سوانی هم راجع به اعتراض حرف زد. میخواستم ببینم حالا این سوالیه که برای من خودم پیش میاد، الان خانم شاه‌سوانی هم فرمودن اینکه مردم نمیتونن اعتراض بکنن. آیا در حال حاضر اعتراضات مردمی ما توی دنیای مجازی داریم میبینیم بیشتر؟ حتی توی دنیای واقعی هم که داریم میبینیم اونچنان تأثیری نداره. عرض کردم الان همدان آب نداره، خب ما چی کار کنیم؟ اگر همه مردم بدونن، آقای سبزیان، حتی اگر همه مردم بدونن آیا اون تأثیر رو میتونن بذارن؟ میتونن
کاری انجام بدن. راجع به خانم رشنو، اگر همه بدونن که مطمئنم همه میدونن، چون ایشون اصلا کلا داستانشون از دنیای مجازی شروع شد، مطمئنن داستانشون همون توی دنیای مجازی همچنان ادامه پیدا میکنه توی دنیای اینترنتی. آیا مردم میتونن اون تأثیر رو بذارن در قبال اون آگاهی؟ درست عرض میکنم این آگاهی رو به هر حال ما باید به مردم برسونیم، اما جاش توی بحث آزاد هست که بخوایم راهکاری ارائه بدیم. من بحثم همیشه سر راهکار هاست، اینکه واقعا باید چیکار کرد. حالا خانم بیرجندی یک راهکار گذاشتن، گفتن فیس تو فیس، خانواده صرفا حالا همون مسائل رو با خانواده‌شون در میون میذارن. خودتون های سبزیان با دوستانتون، با یک سری از دوستانتون توی همدان، حالا یکی از دوست همدانیتون در میون میذارید. اما آیا راهکار بیشتری، راهکار بهتر، یا حالا نمیگم بهتر، راهکارهای دیگه‌ای وجود داره صرفا برای این آگاهی رسانی مقابل اینها؟ و آیا این آگاهی رسانی اون تأثیر رو داره یا نه؟ ممنون، ببخشید خیلی صحبت کردم. ممنون آقای منیری. حالا من طبق صحبت آقای شفایی عرض میکنم خدمتون که ما همچنان راه طولانی در پیش داریم و باید ادامه بدیم. حالا از نظر وظیفه خودمون بدونیم که در مورد آگاهی رسانی، در مورد مخصوصا همین خانم سپیده رشنو، انقدر باید صحبت کنیم تو جلساتمون و انقدر تکرار بشه و گفته بشه که در واقع نمیگم به راهکار برسه، اما تأثیر بذاره روی آگاهی مردم. به هر حال درست اعتراض نمیتونن بکنن، درسته که تصویر اون خانم دقیقا حرفی که دیروز من تو ذهنم اومد، اونجور با صورت با زیر چشم کبود و اون حالتی که نشون دادن بعد اون اعتراف اجباری که بود، انگار که میخواستن به بقیه بفهمونن که این درس عبرتیست برای سایری. میدونید مشکل سر اینه. و ولی یه کاری که میتونیم ما مردم بکنیم، حتی اگه بخوایم راهکارم بدیم و آگاهی رسانی بکنیم، ما میتونیم صدا سیما رو تحریم کنیم، همه این کار رو انجام بدن. مثل آقای یراهی، من آقای مهدی یراهی تمام اعلام کرد که در صدا سیما هیچ کدوم از آهنگاش حق ندارن پخش کنن. خب این خوبه، بقیه مردم هم میتونن تحریم کنن صدا سیما رو، حتما این نیست که برن تو خیابون فریاد بزنن، میتونن این کار رو انجام بدن، هر کی به نحوی هر کاری از دستش برمیاد. اما ما میتونیم همین رو آگاهی رسانی کنیم به مردم. خواهی میکنم زیاد صحبت کردم آقای احمدی، خواهی بفرمایید. خواهش میکنم. درود مجدد. به نظرم یه سری توضیح بدم هم خاطر حرفای خودم هم دوستان. یکی که خانم بیرجندی گفتن خب اگه اجازه دست جمعی حکومت میده، خب حکومت که همیشه از نشون داره که نمیده، ولی مردم هر جا خواستن کار خودشونو کرد. اگه میگی تفکرات کی دوستان، صدا های احمد خواه قطع شد، درسته؟ اوکی. خب آقای سعادتی رو بشنویم تا ایشون دوباره برگردن. بفرمایید آقای سعادتی. درودی مجدد خدمت دوستان. من کتابی رو مطالعه میکردم به اسم اسب تاریک. توی این اسب تاریک نوشته بود بیماری هست که جامعه داره بهش میگن هذیان جمعی. یعنی بعد از این که، یعنی طبق آزمایش هایی که انجام داده بودن، این بود که چند تا عکس رو نشون میدادن به خانم ها، مثلا آقایون رو نشون میدادن، با آقایون خانم ها رو نشون میدادن و میگفتن کدوم یکی از اینا خوشگله و بهشون چند میدی. اینا میگفتن مثلا به یکیش میگفتن 7، به یکیش بودن 4. بعضی که تموم میشد به اونایی که عدد پایینی داده بودن بهش میگن که فلان کس به این داده بود 18 یا داده بود 10. بعد نگاه میکنن میبینن مثلا از 10 نفر 8 نفر تأثیر میذاره این گفته روشو، یعنی هذیان جمعی. و این اتفاق داره میفته توی کشور ما که توی فضای مجازی یک سری سایبری ها هستن که میان یه سری مسائل رو میگن و 4, 5, 10, 20,000 تا هم سایبری میان اون رو تایید میکنن و باقی مردم فکر میکنن که درسته، یعنی احساس میکنن چون این همه آدم طرفش هستن ما هم طرفش هستیم. کتاب بسیار مفیدیه، کاش این کتاب رو بخونید. و مسئله بعدی برای اینه که دوستان عزیز، طبق گفته، البته ما با خشونت کاملا
مخالفیم و من هم با شما موافقم، ولی متاسفانه این رژیم و این حکومت بدون خشونت نخواهد رفت. یعنی میبینید که برای اینکه بخواد یعنی به قول معروف یعنی چیزیشو به کرسی بنشونه، حتی انسانها رو میکشه، یعنی هموطنهای ما رو میکشه. جریان حکومت ایران یعنی جمهوری اسلامی ایران من رو یاد فیلم تروی میندازه که اونجا یک جوان به خاطر عشقش به یک دختر شروع کرد یک کشور رو به باد داد و الان ما رهبری داریم که عشق بمب و عشق بمب اتم کاری کرده که مملکتی رو داره به باد میده و امیدوارم روزی برسه که ما بتونیم با هم متحد بشیم و یک دل بشیم. ممنونم ازتون. متشکرم آقای سعادتی. خواهیم شاه سبانی اجازه بدیم آقای احمدی خار بشنویم که ایشون از اتاق خارج شدن، بعد در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای احمدی. ببخشید من اینترنتم قطع شد. چین در رابطه با بحثتون شما گفتید مثلا اجازه دست جمعی نمیده، شادی دست جمعی درسته حکومت نمیده، ولی هر جا که ما شاهد بودیم مردم خواستن کار خودشون رو کردن. مثال واضحش هم چهارشنبه سوری، هر کاری کردن نتونستن ورش دارن و مثال های دیگه مثل مشروع و حجاب مردم هر جا تونستن خوردن، هیچ نظری دولت هم بازشون مهم نبود، هر چقدر ایدئولوژی کردن تو ذهن مردم. یک بحث دیگه هم تغییر نظام که دوستان میگن، یه مثال عامیش اینه که میگن همه دوست دارن برن بهش ولی کسی دوست نداره بمیره. من میخوام بدونم دوستانی که میگن تغییر نظام تغییر نظام، اولی که برنامه‌شون چیه و چقدر حاضرن بابت این قضیه هزینه کنن. این خیلی مهمه با تو ذهن خودمون بیان بگیم دو تا چهار تا کنیم ببینیم اولی که روشی که تو ذهنمونه چیه که عملی باشه نه رویا پردازی، در صورتی که هزینه‌شو حاضرن بدم یا نه و این هزینه با هزینه که اونا حاضرن در مقابل بدن یعنی حکومت حاضر بده آیا برابره یا نه، نه اینکه یه کشتار دست جمعی میشه هیچ نتیجه هم نده و سیستم خیالش هم باعث یه پاکسازی کنه نیروهاش قوی‌تر هم بشه، همون کاری که تو جنگ و کارهای دیگه کردن که نیروهای مخالف خودشون رو فرستادن کشتن و یک دست شد، مدت ها هم مشکلی نداشت. یه قسمت دیگه دو طرفای دوستان اینه که میگن ناراحتی مردم، آره ناراحتن از فرزندی که مثلا از سوسک داشتان قضا میخوره یه کسی میره زنده اینا، به نظر من اینقدر نیست، بحث من بحث کلیت ها، کسی دو نفر نگه بگه من اینجوری نیستم. ماها حرف زیاد میزنیم ولی در عمل هیچ کاری نمیکنیم. ماها میایم میگیم آی چرا یارو رفت از سطلاشا قضیه خورد، بعد اگه میرسه خدمات خودمون رو گرون میکنیم آی با بهونه اینکه آقا ما هم تو فشار، طرف 10 تا دونه خونه داره تا فشار میاد اجاره خونه رو دو برابر میکنه، 30% هزینه‌اش میره بالا دو برابر میکنه، طرف یه بارو میاد تا دربسی سوار نکنه نمیره، یه تو برف بود چند سال پیش اتوبان چیز فرودگاه امام اومد 1,000,000 تومان میگرفتن مسافر از فرودگاه ببرن خود تهران، یعنی ما به جاش خودمونم یه جوری جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی نداره. اینی که ما میگیم مردم ناراحت میشن، آره در حد لایک و تایید و اینا هست ولی باز هزینه مردم، بازم تاکید میکنم عمده مردمه، مردم اندازه اینکه صحبت بکنن و یه گپی زده باشن اعتراض بکنن، موقع هزینه کرد مردم هزینه نمیکنن، چیزی که تو جامعه است. اگه مردم ناراحت بودن و هزینه میکردن مطمئن باشی حالا مشکلات کاملا حل نمیشه، 50% حل میشه، در عمل کار میاد نه در صحبت کردن. متشکرم. ممنون آقای احمدی خواه. خواهم شاه سبانی شما رو بشنویم لطفا. خب همیشه نباید لیوان حالا قسمت خالی لیوان رو ببینیم، به نظر من قسمت پر لیوان رو باید ببینیم، سعی کنیم. همه جا آدمای خوب هست، آدمای بدم هست، ما انتظار نداریم که کل مردم ایران همهشون خوب باشن، ما همه جا داریم، ولی اینکه فکر کنیم که حالا یه خانواده رو در نظر بگیریم، پدر اون خانواده مسئول برای حالا گردوندن خرج زندگی یه خانواده، مادر بچه داره و اینکه بگیم که حالا اون باید اعتراض کنه، جون خودش رو به خطر بندازه، ما نمیتونیم بشینیم اینجا بگیم چرا اعتراض نمیکنن، چرا جونشون رو به خطر نمیندازن. این فرق میکنه با اینکه بگیم که ناراحتن. خب مسلما ناراحتن از وضعیت، ولی اینکه انتظار داشته باشیم بگیم چون اعتراض نمیکنن پس بی تفاوتن، نه، من کاملا با این نظر مخالفم. مردم برای هم دلسوزی میکنن، من به عینه دیدم وقتی ایران بودم، به عینه دیدم چون شغلم ایجاب میکرد که دائم هر روز با
با خیلی از مردم در رابطه بودم، زجر میکشیدن از وضعیت، ولی به خاطر حالا مسئولیت هایی که تو زندگی دارن نمیتونستن جون خودشون رو به راحتی تو خطر بندازن. شما میدونید که هر کس اعتراض کنه تو ایران چه بلایی سرش میارن. این در مورد این. در مورد سوال آقای منیری گرامی که حالا راهکار چیه، به نظر من نباید فراموش کنیم. معمولا هر اتفاقی که توی ایران میفته دولت میاد یه کار دیگه میکنه که اون قبلیه فراموش بشه. ما به هیچ وجه نباید فراموش کنیم تاریخو. اتفاقایی که توی ایران افتاده نباید فراموش بشه. نباید با جوک ساختن و مسخره کردن حالا اونا رو به طریقی یا بهش بخندیم یا فراموش کنیم. اینا مدام باید تکرار بشه. کشتار مردم، سرکوب مردم و همین اطلاع رسانی ها. به نظر من تاریخ رو نباید فراموش کنیم. ممنون. ممنون خواهم شاه سبانی عزیز. دوستان اگر به گذشته یه نگاهی بکنیم، من فکر کنم حالا اگه بخوایم ایراد بگیریم از خود مردم، باز در زمان گذشته من حالا شنیده ها از پدر مادرم و حالا بزرگترها اون چیزی که میدونم به این صورت بوده که مردم، نمیگم همه، درصدی به هر حال کمک حال همدیگه بودن. شاید من تا یه زمانی هم یادم اگه یه دختر پسری میخواستن حتی ازدواج کنه از نظر مالی شرایطشون خوب نبود، دایی خاله عمه عمو حالا یا دوست و همسایه به هر حال هر کدوم به نحوی یک کمکی میکردن، چه حالا مبلغهای ناچیز یا هر چیزی از توانشون بود کمکهایی میشد. یعنی یک همدلی های بین مردم شاید گسترده تر قبلا بود، اما الان این چیزی که دوستان گفتند ما باش مواجه هستیم، اون در واقع اون تفرقهیه که بین مردم الان ایجاد شده. حتی در مورد حجاب که الان بخوایم در نظر بگیریم، به نظر شما دو تا زن توی یه اتوبوس، توی وسیله نقلیه اینجوری روبروی هم قرار گرفتن، توی مترو، توی خیابون، این ریشه از کجا داره؟ دقیقا این تفرقه افتاده شده، اون مردم گرفتار شدن به فقر و به نداری و به مشکلات، به بیماری، به هزاران هزار مشکلی که در جامعه، در سطح جامعه هست، گرفتار شدن بهش و از هم دور شدن، فاصله گرفتن. الان رفت و آمدها رو هم اگر نگاه بکنیم به خاطر شرایط بد اقتصادی خیلی کم شده، چون تواناییشو ندارن دیگه، مثل قبل نیستش که به هر حال بریز و بپاشی داشته باشن و مهمانی و رفت و آمدی و به این صورت، برای یه درصد خاصی شده. اما من باز هم این رو مقصر، قسمت بزرگش رو البته، باز هم مقصر دولت جمهوری اسلامی، چون این تفرقه را انداخته بین مردم و الان داره ادامه میده حکومتشو و قدرتشو از همین طریق. و اینه که من حالا در واقع اگر این صحبت کردم صرفا به خاطر این بوده که یه زمانی بوده بین مردم، حالا اگه کم رنگ شده ریشش رو باید پیدا کنیم. آقای طایف در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم. بله، مرسی. با درود مجدد. دو سه تا نکته رو من یادداشت کردم، می‌خواستم با دوستان به اشتراک بذارم. اینکه خانم شاهسوندی گفتن که مردم ما خیلی ناراحتن، حتی بذاریم 100%، ولی متاسفانه این ناراحتی به هیچ دردی نمیخوره و دردی رو از دوا نمی‌کنه از جامعه ما. همینطور که جناب سبزیان فرمودن، میدونن تو همدان بی آبیه ولی دارن آب نزد میکنن. واقعا نمیشه این بعضی از مردم رو فهمید. میبینه داره مردم، بچه مردم از سطلاشال غذا میخوره ولی میره غذا نظر میکنه و برای امامش غذا میده به جای اینکه به هموطنش بده. و واقعا اینا رو بعضا آدم هنگ میکنه، نمیدونه مثلا چی باید بگه. یا مثلا جوانایی که الان اکثرا مثلا دهه 70 یا 80 یا 90 مثلا، اصلا واقعا این جوانا رو نمیفهمن که اعتراض نمی کنن، یا اعتراض می کنن ولی محرم بیرونن. و نه فقط واسه این که بگیم به خاطر دینشون، دینشون رو داشته باشن، ولی تو بعضی جاها می بینیم که اصلا پشت نظام یه کارایی می کنن، یا از ترس، یا واقعا اصلا فکر نمی کنن، فقط میگن که خب زندگی دیگه می گذره. و اصلا بعضا واقعا نمی فهمن که یا ما سنمون داره کم کم بیشتر میشه، یا تو ایران یه شرایط دیگه ایه که مردم خیلی درگیر کردن و واقعا مردم اصلا دیگه
همینطور که دوست عزیزم گفتن که خیلی درگیر کردن و نمیتونن اصلا فکر کنن، فقط میگن که خب زندگیه، بگذره ببینیم چی میشه. و مورد دیگه ای که جناب منیری راهکار خواستن، راهکار ما فعلا زمانه، کما اینکه تو این زمان ما هزینه میدیم با جونمون، با جوانیمون، با زندگی، با عشق، و یکی بچهش میمیره، یکی پسرش، یکی مادرش، زمان این راهکار ما فعلا، و اینکه آگاهی رسانی کنیم، نه فقط آگاهی رسانی سیاسی که بله جمهوری اسلامی اینو کرد اینو کرد، خب اینو همه دارن میگن، بخش عمده آگاهی رسانی میاد تو بخش فرهنگمونه، که مخصوصا گفتم واسه اون جوانها که الان دارن خب به پا به عرصه میذارن، تو این بخش ما باید بیشتر کار کنیم تو بخش فرهنگی، که فرهنگ ملت ما، فرهنگ ایرانیان، فرهنگ ما مردم ایران از بین نره. اینه که ما رو واقعا سرپا نگه میداره. هر چقدر از این نظام بگیم خیلی کم گفتیم. یادم اون قدیما تقریبا 20 سال 15 20 سال پیش یا آقای سعید فامیلشون یادم نیست، چند سال پیش هم فوت کردن، تو صدای آمریکا بودن، تو رادیو آمریکا بودن، زمان آقای رفسنجانی بود، گفت دوستان عزیزان مردم ایران بس دیگه، خیلی گفتیم اینا واسه ما چی کار کردن، بیاین دنبال راهکار باشید. الان بعد از 20 سال هنوزم ما جناب آقای منیری دنبال راهکاریم، یعنی 20 سال درباره به سیاست دارآباده با خیانت های جمهوری اسلامی صحبت شده، 43 سال صحبت شده، ولی هیچ راهکاری نمونده. همینطور باید ادامه بدیم تا کی؟ چند سال، 50 سال، 100 سال فقط بشینیم ببینیم که اعدام میکنن، زنا رو اذیت میکنن، بچه ها رو اذیت میکنن، کودک آزاری، کودک کمتری، جوان ها، پسر ها همینطور دارن خیانت میکنن، اختلاس میکنن، و ما همینطور پشت تریبون، پشت اینترنت داریم صحبت میکنیم و صحبت میکنیم. بخش عمده ما به نظر من فرهنگی که باید فرهنگمون رو بیشتر کنیم، مطالعه کنیم. الان مطالعه سالانه ایران تا چه حدیه؟ چند درصد مردم ایران دارن مطالعه میکنن؟ شاید 3-5 درصد. یعنی دولت مردم رو یه طوری درگیر کرده که نه وقت مطالعه دارن، نه حوصله مطالعه دارن، نه میخوان مطالعه کنن، فقط دنبال یه لقمه نونن یا کارهای روزمره. حتی پیام هایی که یا استوریایی که یا مطالبی که تو اینستاگرام من میذارم لایک نمی کنن. اینا یعنی میترسن. الان من 100-200 فامیل دارم، هر شب هر کدومشون لایک کنن، یعنی دولت جمهوری اسلامی میخواد شبانه 200 از فامیل های منو بگیره. یا حتی حوصله لایک هم ندارم، من میگم حتی واسه من پیام میفرستن میگن آقا این عکس ها رو نذار. اوایل که بیشتر بود، حالا باهاشون صحبت کردم، الان پیامایی که خودشون میترسن واسه من میفرسته از واتساپ، من واسه شون میذارم، مثلا تو صفحه خودم میذارم، میگم من نمیترسم، مثلا منو با چی تهدید میکنن؟ پدرتو اینجا اذیت میکنن؟ میگم نه اذیت نمیکنم، پدرم اصلا با من ربطی نداره. یه روز بخوای برگردی ایران اذیت میشی، نمیتونی بیای. گفتم به این ایرانی که اینطوری باشه من نمیخوام بیام، در این راه من فعالیت میکنم تا اون روزی که من نیستم حداقل ایرانی آزاد باشه که نسلهای بعد من بتونم اونجا زندگی کنم. مرسی. ممنون از شما آقای طایف. آقای منیری بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی. من در واقع حالا بحث خانم رشنو شد، من میخواستم اتفاقا یه صحبتی بکنم در تایید صحبت شما خانم بیژندی. آقای سبزیان فرمودن که خانم رشنو مثل گل تازهی بودن که بعدش پژمرده شدن، و بعدش یکی دیگه از همکاران فرمودن که جمهوری اسلامی معلوم نیست چه بلایی ممکنه سر اینها بیاره. آیا این دقیقاً بر اساس صحبت شما، آیا این دقیقاً همون چیزی نیست که جمهوری اسلامی میخواد؟ این که ما اینجوری اشاعه ترس کنیم، این که بخوایم اینقدر این کارهای جمهوری اسلامی رو بزرگ نمایی کنیم، خود به خود ایجاد ترس میکنه برای مردم. وای حرف نزنیم، اینجوری میشیم ما، وای اون کار رو نکنیم، این بلا رو سرمون میارن. حالا من نمیدونم، واقعا نمیدونم که های حتی همین آگاهی رسانی رو هم باید بر اساس تا یه حدودی مصلحت اندیشانه در واقع ارائه کرد یا نه، یا حالا آقای طائف سرشون تکون دادن یا نه، در مقابلش بیایم یه راهکار دیگه رو در پیش بگیریم که آهای مردم، اگر همتون رشنو بشید دیگه نمیتونه جمهوری اسلامی این رویه رو پیش بگیره.
دیگه نمیتونه، دقیقا همونطوری که آقای طایف فرمودن، نمیتونه 200 نفر رو بخواد بگیره، 200 نفر رو شکنجه بکنه، 200 نفر رو اعتراف اجباری ازشون بگیره. یه سری بزرگ نمایی ها راجع به ظلم جمهوری اسلامی من گاهی وقتا احساس میکنم شاید حتی اشتباه باشه، درسته آگاهی رسانی هست، اما حتماً به اعتقاد من حتماً باید پشت سرش یک سری آگاهی رسانی های دیگه هم باشه که آهای مردم اگر این فقط مال این شخص نیست، اگر همتون باشی، اگر همه این کار رو انجام بدن، دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه این کار رو انجام بده. متاسفانه وقتی راجع به یک خبر به تنهایی صحبت میکنیم ممکنه اون نتیجه رو داشته باشه، اون وحشت پراکنی رو داشته باشه، اون اشاعه ترس رو داشته باشه. مرسی بابت وقتی به بنده دادید. ممنون آقای منیری. دقیقا حالا نکته که فرمودین هم باز من اینو میگم در مورد باز خانوادم که هر دفعه صحبت کردم، اینو میتونم از همون جامعه کوچیک خانوادم به بزرگم در واقع ربطش بدم. اکثرا هم صحبت ها رو که میشه همه فکر میکنن تنهان، اون ترسه به خاطر اینه که احساس تنهایی دارم، میگن خب حالا مثلا منو برادرم بریم، منو نمیدونم این بریم، فکر نمیکنن که اگه همینا همه با هم دیگه بشن یه سیلی میشه و متاسفانه این تفکر هست و این ترس رو 100% هر کسی که احساس تنهایی بکنه بیشتر میکنه در دلشون. آقای سبزیان بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنون دوباره مایک رو در اختیار من قرار دادید. من عذرخواهی میکنم، من هی گوشیم زنگ میخورد، مجبور بودم هی پاسخ بدم. خدمتتون عرض کنم که در مورد راهکار صحبت شد. ببینید من اول اینو بگم، همه حالا قاعدتا دیگه، یعنی من خودم رو میگم، اکثر کسایی که اینجا هستیم هدفمون مشترک، درسته؟ و من نمیتونم برای بقیه نظر، حالا اعتقاد و نظر بقیه صحبت کنم، در مورد خودم صحبت میکنم. منم به اصلاح اصلا اعتقادی ندارم، باید تغییر این حکومت. ولی خب یه جا هست شما میگید خب اون راهکار اصلیه، راهکارهای موقت چیه؟ شما نمیتونید تا ابد منتظر یه اتفاق و یه معجزه بشید که یکی بیاد ما رو نجاتمون بده. کی میخواد بیاد ما رو نجات بده جز خودمون؟ حکومت قبول. بابا یه چیزی من بگم، من نمیخواستم اینو بگم چون من واقعا در مورد میگم در مورد دین و اعتقادات و مذهب و اینا اصلا صحبت نمی کنم. ولی تا وقتی که، یعنی اعتقاد قلبی منو، تا وقتی که ملت، من کاری ندارم که واقعیه واقعی نی، جنگ فامیلی بوده، چی بوده، هر چی بوده، بس خودشون. من میگم این شخص بزرگترین فرد تاریخ هست تا این حد. رفته 1400 سال پیش شهید شده به دلیل بیابی، به دلیل ظلم، اینا که میگن اتفاق افتاده. طرف میره برای اون 10 روز گریه میکنه، 60 روز سیاه میپوشه، ولی واسه این که، یعنی ما چند تا اینه همین رقیه داریم، دختره که تو خیابونن، ما چند تا این جوونا داریم که تو خیابونن. بعد خیلی جالبه، خیلی واسه من جالبه، اتفاقی میفته جوون نمیفهمه، اما وقتی میخواد اتفاقی بیفته آقا یه حرکتی جوون باید بلند شه. اه بابا دیگه نمیفهمید تا دیروز، ولی این جوونه باید یه حرکتی انجام بده. حرف من اینه، من کاملا موافقم باید عوض بشه، ولی چطور؟ اصلا من نمیفهمم، واقعا نمیفهمم، اصلا اینو هیچ جوره درک نمی کنم، درک من خارجه. 650 دقیقا 650 میلیون بطری آب معدنی، میدونی چی؟ آب معدنی الان دارن میفروشن 35 تومن، 40 تومن، 50 تومن. حرف این که من دارم واقعا میزنم، حرفم اینه واقعا، یعنی واقعا، یعنی من اصلا اینجوری نیستش که شما شرق باشید من غرب،
منم تو راستای صحبتهای شما، ما هدفامون یکیه. حالا شاید ذهنیت من، راه من یه جور دیگه از راه شما یه جور دیگه است، ولی هدف یکیه. این که فرمودید شایبه ترس ایجاد میکنم، خب برای من به شخصه کلا آدمی هم وقتی اینجوری میبینم، این چنین اتفاقی رو میبینم، بعد عصبی میشم، یعنی نمیترسم. حالا من شخصیتم اینجوریه، قبول دارم شاید یکی بترسه، من میبینم بعد عصبی میشم. و اینم کاملا قبول دارم. ببینید دارن میندازن به جون هم دیگر، یعنی جامعه رو دارن قشقش میکنن، تیکه تیکه میکنن، محجبه رو با بیهجاب. خب راهکار اینه که ما نذاریم یه اتفاق بیفته. راهکار اینه که اگه گشت ارشاد شد یارو حجاب داشت، اون نذاره، با حجابه نذاره. وقتی با حجابه نذاره، گشت ارشاد چی میخواد بگه؟ راهکار زیاده. من وقتی همه میگم بیایم در مورد حتی راهکارهای کوچیک، حتی یه روزه، حتی یه ماهه، چند ماهه، بیایم در مورد کوچیک کوچیک تغییرها صحبت کنیم. وگرنه تغییرات بزرگ آخه واقعا چجوریه؟ این زمین، این خاک آلوده شده. حالا من کشاورزی من خوب نیست، اگه دوستان کشاورزی بلدن میدونن چجوریه، بیشتر از من میدونن. خاکی انگار نمیدونم، حالا به اصطلاح میگن آلوده میشه، یا اینکه مشکلی براش ایجاد میشه، نمیشه انگار یه فصل دو فصل نمیدونم دقیق، اصلا نمیشه روش چیزی بس کاشت و این صحبت ها، یکم طول میکشه و خاک کنم چند بار شخ بزنن از این صحبت ها. خب این نمیشه، این شما نمیتونید با بگیم آقا الان هر کاری میخوایم بکنیم. بعد الان ما اینجاییم، من باز به خانم صحبت خانم شاهزبانی هم موافقم، میگیم که حالا ما اینجاییم، حالا طرف از ایران میگه آره و رفته خارج، میاد به ما داره میگه آره برو اعتراض. میره منظور من چیه؟ باز میرسم من به نظرم صحبتهای آقای احمدی خواه بحث دلسوزیه است. بازم تأکید میکنم و من باز نمیگم، من میگم اشتباه برداشت نشه، من نمیگم درسته دروغه، من هیچ توهینی به هیچ دین و ادیانی نمیکنم، هیچ شخصی توهین بهش نمیکنم، ولی تا وقتی که ما برای 1400 سال پیش یک شخص دیگه گریه میکنیم، اشک میریزیم، نذر میکنیم، ولی طرف تو بیمارستان باباش چند وقت پیش بود طرف ها بخواد بخیهش کردن، بخیهش رو کشیدن، چند وقت پیش بود یک کسی در موردش صحبت کرد، فراموش کردیم. این مرد آزادی رو کی یادشه؟ این دختر آبی، من خانم بیژن، من چه همین دیشب بود دیروز بود باز صحبت کردم، یک بار فقط سخنرانی کرد تو همین کانون در مورد دختر آبی، یک نفر فقط یه بار یه سال پیش صحبت. آخه چی راهکار؟ چی راهکار؟ اینکه من یه کاری بکنم، شما یه کاری بکنید، اینکه یکی بیاد ما رو نجات بده که اصلا بدش کن. اینم که بترسیم، ترس هست. شما، من نمیگم حکومت تغییر کنه، شما تو زندگی خودتون بخواید یه چیزی رو تغییر بدید، بخوای یه بدن خوبی داشته باشی، نباید بگی من 6 صبح بلند شم، یه غذای چربی نخورم، بعد یه کاری از خود یه چیزی بزنی، یه بهایی داره. بهاها رو که نمیخوایم پرداخت کنیم. هوا همدیگر هم که نداریم. همش هم که میگیم جمهوری اسلامی ایران. واقعا من خودم به شخص خسته شدم اینقدر گفتن جمهوری اسلامی ایران. که واقعا موافقم، یکی از دلایل اصلیش همینه. ولی خب تا کی؟ تا کی؟ شما به من بگو آقای منیری، شما راهکارت چیه؟ من چی کار کنم؟ من راهکارم اینه که هوا همدیگر رو داشته باشیم تا اونجایی که میتونیم. نرم آب بدم به 4 نفر میخوام برن راهپیمایی کنن، نمیدونم برن اربعین اونجا دشته بمونن. بعد الان به قول خانم بیژندی طرف رفته جراحی کرد، دستشو نمیتونه بشوره. ببخشید دستشویی و هم و اینا رو ولش کن. اینم جمهوری اسلامیه؟ میرن آب نزد میکنن؟ من واقعا نمیدونم چی بگم. من واقعا بعضی موقع سر اصلا یه سری چیزا عصبی میشم، ناراحت میشم، اصلا نمیتونم خودم کنترل کنم. چون واقعا میبینیم، من هم شما میبینید هم من میبینم. واقعا همون انقلاب 57 کی شروع شد؟
جرقه‌اش اول مگه از مردم شروع نشد؟ چیزی که من شنیدم اول مردم شروع شد. حالا اگر من جایی اشتباه میکنم من خوشحال میشم واقعا بیاد اصلاح کنید صحبت، من خوشحال میشم نظر شما رو بشنوم، ولی واقعا نظر من اینه تا وقتی که هوای همدیگر نداشته باشیم همین وضع ادامه داره. میخواد 100 سال باشه، 200 سال باشه، 300 سال باشه، همین ادامه داره. یعنی شک نکنید اینا هستن. و اینم دیروز بود فکر کنم، نمیدونم شنیدید یا نه، مجتبی خامنه ای شد آیت الله. اینو حواستون باشه. یعنی خود من دیروز شنیدم خیلی برام جالب بود. دیروز بود یا پیروز بود فکر کنم، دیروز بود شد آیت الله. دیگه شما حساب کارو دیگه تا تش برو ته خبره. اینا یعنی حساب کردم برای بعدی. ببخشید من میگم این صحبت شما دقیقا ریشه در همون تقدس‌گرایی و خرافه پرستی های هستش که مردم دارن متاسفانه، و اینکه چقدر زمان میبره که تصحیح بشه، اصلاح بشه، حالا به هر طریقی رو واقعا نمیدونیم. آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم. بله، عرض ادب مجدد. واقعیه داره یه سری مطلبی میخواستم بگم که آقای سبزیان در مابین صحبتاشون گفتن. یکی واقعا حالا تصویری هم اومده بود تو شبکه مجازی، طرف آبو داشت با دمپایی میزد، میگه آبو باید کتک بزنی، آبی که جلوی خب اینا همه میگم من ریشه در فرهنگی داره که توی ذهن پدرها و مادرها، پدرها و مادرهاشون و از گذشته به ما رسیده. از یه جایی به بعد راهکارش این از یه جایی به بعد جلوش گرفته بشه. خب با فضای مجازی، با امکاناتی که امروز در اختیار ماست، نه قشر جدید ما، فرزندان ما نسبت به خود ما حتی آگاهیشون بیشتر نسبت به خیلی مسائل. خب این یه روزنه و یه کورسوی امید به ما میده که ما اگر این مسیر رو ادامه بدیم، اگر این راهکار رو ادامه بدیم و این آگاهی سازی که حق ما، وظیفه ماست، ما حقوق بشریه، بتونیم این آگاهی سازی رو ادامه بدیم، این نسل نه ولی نسل بعدی با آگاهی بهتر و بیشتر میتونه یه کاری بکنه که حالا دولت تغییر کنه، کشور عوض بشه، از این وضعیت نابسامان در بیاد. وگرنه راهکار سریع، چیزی که باعث بشه این اتفاقات زودتر مرهمی براش باشه که زودتر التیام پیدا کنه، خوب شه و درست بشه، هیچ راهکار سریعی نمیشه براش، نسخه سریعی براش پیچید. چرا؟ شاید با یه به خاطر اینکه تنشی رو بخوابونن. الان از پارسال تا به امروز دقیقا خاطرم هست، پارسال برج هفت میلادی بحث خوزستان بود. خب از خوزستان شروع شد، از پارسال تا به امسال چه اتفاقی برای خوزستان افتاد؟ مگه دوباره خوزستان بلند نشد امسال؟ دوباره چه اتفاقی افتاد؟ از خوزستان، شیراز، شما بگید تمام کشورها، اصفهان مگه بلند نشد؟ تمام شهرامون. خب چه اتفاقی برای تمام اینها افتاد؟ مگه سرکوبشون نکردن؟ وقتی این سرکوب طولانی میشه، وقتی این اعتراض طولانی مدت میشه و سرکوب میشه تمام اعتراضا، از یه جایی به بعد مردم دیگه نمیرن جلو، مردم دیگه میترسن. این ترسی که توی وجود مردم گذاشتن رو باید حذفش کرد. این نیاز به راهکار داره، اینو باید یه برنامه براش بریزن. این که یکی شما میفرمایید که انقلاب رو مردم درست کردن، انقلاب رو مردم درست نکردن. انقلاب، حالا من که بچه انقلاب نیستم، خب بعد انقلاب به دنیا اومدم، ولی چیزی که مطالعه کردیم، چیزی که متوجه شدیم، به دستمون به قول معروف تونستیم بفهمیم، اینه که یکی رو به عنوان خمینی علم کردن، اووردن، لیدرش کردن، گذاشتن مردم رو مغزشون رو شستشو دادن و باعث یه انقلابی شدن، باعث یه حرکتی شدن به نفع خودشون. خب کی این کارو کرد؟ و همه ما داریم میگیم واقعا سیاست‌های کشورهای دیگه در گروه، در خاورمیانه گروه ایرانه. ایران میشه گفت، میتونم بهتون بگم به جرئت، خاورمیانه رو ایران میچرخونه. کشورهای دیگه اگه میخوان رو خاورمیانه که بیشترین امکانات خدادادی در خاورمیانه است داشته باشن، باید ایران رو داشته باشن. ایران رو اگه داشته باشن میتونن به همه چی مسلط باشن. تمام کمکش و تمام کاراش هم میکنن، تمام برنامه‌هاشون هم میریزن برای اینکه این رو از دست ندن.
چیزی که الان مهمه و راهکاری که الان هستش، ما باید برای نسل آینده این کارو بکنیم، چیزی که به نظر من میرسه. امیدوارم که بتونیم این کار برامون انجام بشه، از فرزندان خونمون شروع کنیم، فرزندان عزیزانمون شروع کنیم، اونها رو روشن کنیم که بتونیم نسلی رو پرورش بدیم، نسلی رو برسونیم به جایی که بتونه انقلاب درستی رو انجام بده. ممنون از وقتی که به من دادید. ممنون از شما جناب آقای لطفی. آقای سعادتی رو بشنویم، بفرمایید. در مورد این که آب نذر میکنن واسه زائران کربلا، آیا حکومت مقصره یا نه؟ من میگم 100% مقصره. وقتی کرونا اومد توی آلمان، حکومت اومد کلیساها رو بست، یا تو هر جای دیگه هم اومدن جاهای مقدس رو بستن. حکومت میتونه کنترل کنه این اخلاق رو، اما وقتی حکومت هم با همین خرافات همراه هستش، هیچ کاری نمیشه کردش. بعد یه چیز دیگه هم دوستان، ما عضوی از ایران هستیم و راهکار دادن مخصوص متخصصینه. من نمیتونم در مورد سیاست بیام اینقدر راحت راهکار بدم. اگه قرار بود اینقدر راحت من بتونم راهکار در مورد سیاست بدم، دیگه چرا نشستم میرفتم یه سیاستمدار میشدم؟ من چون توی ایران زندگی کردم و توی ایران دین و سیاست و همه چی به هم قاطیه و الان وضعیت مملکت ما جوریه که ما مجبوریم به اخبار سیاسی گوش بدیم، در مورد سیاست حرف بزنیم، وگرنه من هیچ علاقه به سیاست ندارم و من دیوانوار هنر رو دوست دارم و اصلا به سیاست علاقه ندارم. ولی همون جمله معروف که میگه اگر شما بگید من با سیاست کاری ندارم، پس باید قبول کنی که خرفت ها بهت حکومت کنند رو نمیخوام بار دیگه تکرار بشه. واسه همین اخبار رو دنبال میکنم. من سیاست مدار نیستم که بخوام راهکاری بدم. راهکار رو باید کسی بده که این درس رو خونده، بلده و میتونه حرف بزنه در مورد این. من به عنوان یک عضو کوچیکی از ایران به این سیاست های غلط جمهوری اسلامی ایران برای هموطنانم اعتراض دارم. من سیاست مدار نیستم و نمیتونم هیچ راهکاری بدم. بین خودمون دنبال راهکار نباشیم، دنبال آدم های باسوادی باشیم که اونها حرف بزنن. من شدیداً دلم میخواست که شاهزاده برگرده، ولی خبر خیلی وحشتناک شنیدم که میگه دختر ایشون رو ولیعهد کردن، نه به خاطر اینکه دخترها، ببین یعنی اگه ایشون هم بیاد، مثل اینکه این شاه بودن مصری میشه در خانواده اینها، یعنی یک شهروند عادی نمیتونه شاه بشه. پس این هم غلطه. یعنی ما حکومتی رو میخوایم که مردم بتونن به راحتی بگن آقا ما شما رو نمیخوایم، به راحتی بگیم شما رو میخوایم و همینجور ادامه پیدا کنه و در کنار هم با صلح و صفا زندگی کنیم. ما مردم ایران هستیم، ما دشمن هم نیستیم. و اینم بگم اگه قرار باشه من راهکار بدم، مطمئن باشین راهکار من درست نیست، چون من سواد سیاسی ندارم. ممنونم ازتون. ممنون آقای سعادتی. من یه خسته نباشید خدمت همه همکاران بدم و صحبت آقای احمدی خار بشنم. خسته نباشید، خیلی طول شد. ببخشید آخری هم نظر میدم. خدمت این دوستان رو عرض کنم، وقتی دارم نظر سیاسی میده پس خودشو مسلط اون قضیه. مثلا من هیچ وقت با گفتهشون که هنرمنده، هیچ وقت نمیام بگم تابلوی نقاشی ایرادش چیه. هیچ وقت نمیام مثلا چه میدارم آشپزیم خوب نیست، بیام بگم این نمکش زیادش و اگه فلا عدیانی میفتی بهتر. یادم میاد میگم مثلا این نظام مشکل داره و بعد تغییر کنه، پس یه آگاهی داره دیگه. و به نظر من خوبم نیست آدم وایسه یه منجی بیاد. منجی کیه؟ منجی میشه خمینی دیگه. مثلا آدم بالاخره باید یه چیزی اعتراف کنه. حالا اگه قرار باشه بسوره بقیه که نمیشه که. من اگه میام نظر میدم مثلا میگم کمیته مثلا جوان دانشجو خوب توش فعالیت کنم، من یه اطلاعاتی درباره اون زمینه داشته باشم. نمیشه خوب. هم نظر بدم، هم موقعی که بگم آقا مثلا چیکار باید بکنم، میگم من صاحب نظر نیستم. مثلا خیلی تضاده. من میگم آقا مثلا این نرم افزار که نوشتین ایراد داره، ولی من نمیدونم نرم افزار چه شکلی می نویسن. میگم اصلا خیلی تضاد. خب بهتر آدم نظرشو بگه، بشینه مطالعه کنه، یا نظر نگه یا روشش هم بگه دیگه. من مثلا یکی دیگه دوستانم بود چند سال پیش، 20 سال پیش بود، پدرشو فوت کرده بود، رفتیم مسجد بازه خط. خب تو ایران که مسجد میگیرن. بعد اینا دوستاش یه چند تا دوست بسیج داشتن، یه دوره میچرخیدن، به یکی دوستا گفتن آقا این بسیجا اینجا یه زنه غرغر کرد. دوستم خیلی حرف خوبی زد، از اون 20 25 سال پیش هم تو گوشم بود. گفت ببین وقتی خودت این سه چهار روز نبودی
همه اینا دنبال کارهای پدرش بودن و انرژی گذاشتن کاراشو کردن، اونا هم نظر میرن، اونا هم میخورن، اونا هم میگردن و تو حرف نزن تا هزینه نکرد. حرفش درست آدم تا یا انرژی بذاره بابت یه چیزی یا نذاره، یا وقتی انرژی نذاشی در باشم نباید صحبت کنی، ناراحت نشیم از این حرفا. بالاخره وقتی آدم یه نظری میده بعد صاحب نظرم باشه دیگه، نمیشه من ایراد کارو بگم و من هیچ اطلاعاتی در بارش. متشکرم. ممنون آقای حاجی خان. آقای سعادتی بفرمایید، فقط لطفا اگر در این مورد هست بحث دو طرفش نکنید، بفرمایید. نه نمیخوام پینگ پونگیش کنم، فقط میخوام این سوال رو از دوستان بپرسم که کدوم منتقد سینما خودش فیلمساز خوبی هستش؟ کدوم منتقد بازی‌های فوتبال خودش فوتبالیست خوبی هستش؟ دوست من آدم وقتی که چیزی رو حرف میزنه، من قبلش گفتم مجبورم به خاطر شرایط کنونی ایران برم مطالعه کنم، برم ببینم، ولی صاحب نظر نیستم. کسی که بخواد نظر بده باید چندین سال سیاست رو بخونه، نه اینکه من بیام دو تا خمینی رو ببینم، یه دونه اینو ببینم، بعد بیام یه نظر سیاسی من نمیتونم این حرف رو بزنم به هیچ عنوان، ولی منتقد میتونم باشم چون من مخاطب این محصول سیاسی هستم و این محصول سیاسی برای من داره ساخته میشه، نه برای اتاق فکر خامنه‌ای. برای همین چون من آسیب میبینم، میتونم نسبت به این آسیب انتقاد کنم. هیچ کدوم از راننده هایی که دارن ماشین میرونن مهندس مکانیک نیستن که میگن ایران خودرو ماشیناش خوب نیست، اونها فقط مصرف میکنن و مخاطب اون محصول هستن. دوست من این قضیه شما، یعنی استدلال شما کاملا اشتباه بود و البته به قول خودتون جسارت نشه، فقط خواستم بگم که ما میتونیم انتقاد کنیم ولی نمیتونیم هم منتقد باشیم هم به قول معروف گفتنی توی اون کار دستی داشته باشیم. ممنونم. من دیگه مایک رو میگیرم. ممنون جناب آقای سعادتی عزیز. اگر دوستان صحبت دیگه ای، نقطه نظر دیگه ای دارن خوشحال میشیم بشنویم، در غیر این صورت بریم به بخش پایانی جلسه. خب بسیارم عالی. من فقط یه چیز خیلی کوچیک رو بخونم براتون و البته این در مورد همون قضیه حجاب اجباری و این حرفا هست و ختم جلسه رو اعلام کنم. در این مورد یه چیزی رو خوندم که جالب بود که نوشته بود داستان جمهوری اسلامی و حجاب زنان کاملا شبیه سریال تلویزیونی بده، قصه تکراری تهاجم فرهنگی غرب و سنگر حجاب، اون هم وقتی زمامداران دین پناه و شریعت خواه چوب حراج به ثروت‌های ملی زدند. نعره‌های منبری درباره سیانت از عفاف و حفظ کرامت انسانی بانوان، آن هم وقتی جدا از رواج صیغه روزافزونی فقر و فاقه و بیماری‌های اجتماعی نظیر اعتیاد به گسترش فحشا انجام می‌ده. خیلی دوست داشتم که این یه بخش کوچیکو براتون بخونم و همینجا خسته نباشید میگم به تمام شما عزیزان و تمام بیننده های عزیزی که ما رو در لایو یوتیوب همراه کردن و همچنان اپلیکیشن کانون. بحث بسیار خوب و جلسه بسیار خوبی بود و سپاسگزاری میکنم از مشارکت تک تک شما عزیزان و اینکه نقطه نظراتتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. خب من یک بار دیگه عزیزانی که در این جلسه همکاری داشتن با ما رو مجدد معرفی میکنم. جناب آقای بازداران بودن با گزارش و تحلیل موارد نقض، جناب سرکار خانم حبیبی بودن با هدف 7 از اهداف 17 گانه سند 20 یونسکو، جناب آقای داوود لطفی با موضوع دریاچه ارومیه، خانم آیلار اسماعیلی با اعدام زندانیان سیاسی سال 67 و بخش فرهنگیمونم جناب آقای سبزیان معرفی کتاب زمان از زبان داریوش رو داشتن. بحث آزادمونم حق دنیای زیبا و آزاد برای همه بود و در این جلسه منشی جلسه جناب آقای کریم ناصری بودن، ضبط صدا و تدوین آقای احسان احمدی خواب و آقای پویا حسابی و همچنین ادمین های عزیز آقای آرشاد کچویان و خانم مرجان شعبان نژاد. خب جلسه امروز در تاریخ 28 آگوست رو در ساعت 17:43 به وقت اروپای مرکزی به پایان میرسونیم و برای تک تک شما دوستان آرزوی سلامتی و اوقات خوش دارم.
ممنون که تا این لحظه